شكرا للأخ أنس سعيد لهذه التلاوة الطيبة. والآن ندعو الأستاذ كي إم أشرف لإلقاء كلمة الترحيب، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعاله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرق المعصوما. اللهم لا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا. سعادة مدير الجامعة وضيوفنا الكرام وزملائي الأعزاء والباحثين وأبنائي الطلبة والحضر الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في هذا المؤتمر الرائع الذي يجمعنا الأخوة الإسلامية أولا، ثم مناقشة إسهامات واحد من أبرز العلماء والدعاة في العالم الإسلامي الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله. إنه لشرف كبير أن نستضيفكم جميعا هذا اليوم، حيث نسعد بالترحيب بكم بأرفع درجات الاحترام والتقدير. الشيخ القرضاوي كان إماما عالما وداعية إسلامي واسع العلم غزير الإنتاج، وكان له دور في إثراء الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي وترشيد الصحوة الإسلامية، وهو صاحب مدرسة التيسير والوسطية الذي جمع بين محكمات الشرع ومقتضيات العصر. والشيخ القرضاوي من أبرز الشخصيات الفكرية في الصحوة الإسلامية، ويعتبر من أبرز دعاة الوسطية الإسلامية التي تجمع بين السلفية والتجديد وتمزج بين الفكر والحركة وتركز على فقه السنن وفقه المقاصد وفقه الأولويات، وتوازن بين ثوابت الإسلام ومتغيرات العصر، وتتمسك بكل قديم نافع وترحب بكل جديد صالح. نعم، وقد أثير حوله الكثير من الجدل، فبعض آرائه الفقهية وفتاواه لا تلقى ترحيبا عند بعض العلماء، ولكننا متأكدين جازمين أنه نجح في الوصول إلى آراء فقهية تستند إلى قواعد واضحة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة. والشيخ القرضاوي له مؤلفات، وقد ألف أكثر من 170 كتابا تناولت مجالات عدة ضمت علوم القرآن والسنة والفقه والعقيدة والدعوة والفكر والتصوف حتى الأدب. والشيخ القرضاوي وقد نال جوائز عدة، وكان من مؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكان أول رئيس لها. فجامعتنا الإسلامية بدأت مسيرتها عام 1955،
وكانت آنذلك مجرد كلية إسلامية أنشئت في مبنى متواضع بطلاب قليل ومبارد بسيط، ولكن أساتذتها كانوا ربانيين عكفوا على تخريج جيل متصلح بالعلوم الشرعية والعصرية لينفع الإسلام والمسلمين بالهند. كانت قيادة الصحوة الإسلامية بكيرلا، الجماعة الإسلامية بكيرلا، تشعر بحاجتها الماسة لمؤسسة علمية رفيعة على مستوى الجامعة التي تجمع الخريجين النابغين من المعاهد المتعهدة في الدولة حتى يتخرجوا من هذه الجامعة علماء ومفكرين ومجتهدين يقومون بقيادة الأمة المسلمة في الهند فكريا وثقافيا. وبالتالي عام 2000 قررت قيادة الجماعة الإسلامية تطوير هذه الكلية وتوسيع مجال خدمتها بإنشاء جامعة إسلامية التي تضم كليات مثل كلية الشريعة وأصول الدين وكلية القرآن وكلية اللغات ومعهد الأئمة والخطباء ومعهد دراسة الاقتصاد الإسلامي. بحمد الله وفضله تم افتتاح هذه الجامعة عام 2003 على يد العلامة يوسف القرضاوي. ومما يجدر الذكر بهذا المناسبة أن الشيخ القرضاوي كان له علاقة خاصة بهذه الجامعة، وكما ذكرت سابقاً أن كان من مفتتح هذه الجامعة عام 2003. وكان العلامة يوسف القرضاوي دائماً يتفقد أحوال الجامعة الإسلامية بشكل دوري، وكان يسأل دائماً عن حال الجامعة وطلابها، وكان سؤاله المعروف كيف الجامعة؟ وهذا السؤال يعكس اهتمامه العميق بالجامعة ومجتمعها الأكاديمي. أن عديداً من رواد هذه الجامعة الإسلامية كانوا من تلامذة الشيخ القرضاوي، أمثال علي باوتي وعبد الرحمن، وهناك شخصيات من قواد الجماعة الإسلامية كانوا من تلامذة الشيخ القرضاوي. وكان تأثير الشيخ القرضاوي الكبير على هؤلاء الطلاب أثر إيجابياً على مسيرة الجامعة الأكاديمية والدينية. وكان الشيخ يوسف القرضاوي كان داعماً قوياً، وكان يسمي بنفسه أنه سفير للجامعة الإسلامية. كانت خدماته سواء من خلال دعمه المعنوي والمالي، وقد ساهم في تعزيز التعليم الإسلامي والأنشطة الثقافية والدينية في الجامعة. وأدخل إلى مهمتي لأن الوقت ضيق. فالجامعة الإسلامية إدارة وهيئة التدريس وطلابا وطالبات، نتشرف جميعا بحضوركم الكريم في هذا المؤتمر لنتعرف على سيرة حياة المجدد والعالم الكبير يوسف القرضاوي رحمه الله، ونستفيد من دروسه وتجاربه. إنه لشرف كبير أن نستضيفكم جميعاً هنا هذا اليوم، حيث نسعد بالترحيب بكم بأرفع درجات الاحترام والتقدير. وأرحب الشيخ الحافظ عبد العظيم العمري نائب العميد بجامعة دار السلام أم رباط، إن شاء الله سيقوم بافتتاح هذه الجلسة المباركة. وسعادة الدكتور محي الدين غازي مدير مركز تنصيف الأكاديمي بدلهي، ومحمد نوشاد النوري المحاضر في جامعة دار العلوم ديوبنس، والأخ الكريم شاكر حسين الباحث في جامعة بنارس. ولا أريد أن أخص الذكر بالضيوف الكرام لأن الوقت ضيق،
نتمنى أن يكون هذا المؤتمر مناسبة تبادل الأفكار والمعرفة، ونأمل أن يكون فرصة للتفاصل بناء علاقات جديدة. وشكراً لكم على حضوركم الكريم، ونأمل أن تكون هذه الأيام المقبلة مليئة بالإلهام والفهم. مرة أخرى مرحباً بكم جميعاً، وشكراً على وجودكم هنا. وأخيراً، ولا تنسوا إخواننا في فلسطين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا. فلذلك أنا أخص الذكر وأدعو لهم، خاصة إخواننا في فلسطين بوجه عام، وإخواننا في غزة على وجه خاص. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر لهم وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الماكرين والصهاينة الظالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر لهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام. شكرا للأستاذ أشرف نائب مدير الجامعة الإسلامية. والآن ندعو الأستاذ الدكتور عبد السلام أحمد مدير الجامعة الإسلامية لإلقاء الكلمات الرئيسية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله على بركة الله. نسعد اليوم بانعقاد مؤتمر عن إمامنا وشيخنا العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رحمه الله. وكان حقا علينا عقد هذا المؤتمر، لأن الشيخ كما تفضل الأستاذ أشرف كان منا وكنا منه، كان دائم الصلة بهذه المؤسسة العلمية بجامعتنا الإسلامية. ومنذ أن تولى إدارة المعهد الديني في قطر، وبعد أن التقى بطلاب هذه المؤسسة في الستينيات وكان معجبا بهم بتفوقهم في الدراسة، وقد ذكر أن هؤلاء الطلبة من كيرلا من الجامعة الإسلامية من الكلية الإسلامية ذاك الوقت، ومنهم أستاذنا الشيخ محمد سليم المولوي رحمه الله، والأستاذ محمد علي، وكذلك بعد أن أصبح عميد الكلية كلية الشريعة في جامعة قطر، وبعد أن درس شيوخنا في جامعة قطر من أمثال أستاذنا الشيخ علي باوتي. وقد ذكر أن هؤلاء الطلبة النجباء المتفوقين من كيرلا في ذكرياته في كتابه ابن القرية، ومدح هؤلاء الطلبة المتفوقين. فأنا أقول هكذا كان علاقة شيخنا بهذه الجامعة. ولما جاء
لافتتاح هذه الجامعة في 2003 قد ذكر هذه القصص وهذه الانطباعات وتجربته مع جامعتنا الإسلامية، وكان يقول بعد أن التقيت بطلاب هذه المؤسسة كنت مشتاقا لرؤية أساتذة هؤلاء الطلبة والمؤسسة التي تخرجوا فيها. وهكذا جاء إلى كيرلا، جاء إلى هذه الجامعة في 1983 للمشاركة في اليوبيلي الفضي للكلية الإسلامية. ولما قررنا رفع هذه الجامعة، هذه الكلية إلى المستوى، إلى مستوى الجامعة، كنا نأمل ونتوقع نرجو أن يكون افتتاح هذه الجامعة على يد العلامة الشيخ القرضاوي. ورغم انشغاله وارتباطاته ووافق على الحضور على قبول دعوتنا، وكانت صحته متدهورة ذاك الوقت، أنتم تذكرون أحواله الصحية في ذاك الوقت، ولكن باشتياقه إلينا، بتعاطفه وتعاونه معنا، هو حضر افتتاح الجامعة، وهو الذي أعلن الجامعة الإسلامية. فبهذا أنا أقول كان حقا علينا أن نعقد هذا المؤتمر حول حياته وإسهاماته، وكان حقا كما تعرفون إملاقا من عمالقة هذا العصر، من عمالقة العلم هذا العصر في كل المجالات التي تتعلق بالعلوم الشرعية. فالآن يتناول الباحثون في جميع أنحاء العالم إسهامات الشيخ القرضاوي في مجالات متعددة للعلوم الشرعية. أنا لا أطيل كلماتي، ومن حسن حظنا أن يكون هذا المؤتمر، أن يكون افتتاح هذا المؤتمر على يدي العلامة الأستاذ حافظ عبد العظيم العمري، وهو نائب العميد لجامعة دار السلام في عمرآباد، ونحن نسعد بحضوره في هذا المؤتمر، وهذا يعتبر جزءا من مبادراتنا وجهودنا لتوثيق العلاقات ولتوطيد العلاقات بين الجامعات الإسلامية في الهند. لهذا الغرض نحن وجهنا الدعوة لحضور هذه المؤتمرات، هذا المؤتمر وجهنا الدعوة للأساتذة في المؤسسات الكبرى الكبيرة العليمة في الهند، جامعة دار السلام، جامعة ديوبند، جامعة الفلاح، وجامعة الندوة، وكذلك الجامعات الإسلامية في كيرلا، في ولاية كيرلا أيضا. إن شاء الله سيشارك
ضيوف من تلك المؤسسات العلمية الكبيرة في مؤتمرنا هذا إن شاء الله. فنرحب بكم جميعا ونرحب بالأستاذ محمد نوشاد النوري من جامعة دار العلوم ديوبند، وكذلك الأستاذ محي الدين غازي أستاذنا ومعروف لديكم، وكذلك أستاذنا علي الأستاذ علي باوتي، وجميع الحاضرين في هذا المؤتمر. ونسأل الله أن يوفقنا للاستفادة من هذا المؤتمر، وكذلك للاستفادة من أفكار الشيخ القرلابي، من علوم شيخنا العلامة يوسف القرلابي، ومن مناهجه وأفكاره وأساليبه وعلومه. ونسأل الله مزيدا من التوفيق في كل الأمور، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للأستاذ دكتور عبد السلام نائب مدير الجامعة الإسلامية لهذه الكلمات الطيبة. والآن نلتمس من الأستاذ الفاضل الحافظ عبد العظيم العمري لافتتاح هذا المؤتمر الميمون، وهو نائب عميد جامعة دار السلام بعمر أباد، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سعادة مدير الجامعة، أصحاب السعادة العلماء الأفاضل، أيها السادة الحضور، فإن الحديث عن العلم بأهله يحلو ويطيب، فإن فيه جلاءً للأفهام، وتنشيطًا للأذهان، وتشحيذًا للهمم، واقتداءً بالعلماء في صبرهم ومثابرتهم، وتذكيرًا للناس بجدهم وجهادهم. فالعلماء هم ورثة الأنبياء، وأمناء الدين، ومصابيح الدجى، بهم يهتدى في أمور العاجلة، وبهم يقتدى في أمور الآخرة. وإن من العلماء البارزين الذين عرفوا بخدماتهم العلمية وجهودهم الدعوية في العقود المتأخرة العلامة يوسف القرضاوي رحمه الله، الذي داع صيته وطار ذكره حتى عرفه القاصي والداني، واعترف بفضله القريب والبعيد، وقضى نحبه بعدما قدم للأمة الإسلامية خدمات علمية جسيمة وجهود دعوية عظيمة، تلألأ بها اسمه في سماء العلم، وتبوأت خدماته في سجل التاريخ. ومما يجدر بالذكر أنني تشرفت بلقاء الشيخ ومقابلته في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عام 2010 الموافق عام 1432 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك في المؤتمر العالمي الأول عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين. وكان الشيخ يوسف القرضاوي رحمه الله ضيف الشرف في هذا المؤتمر، وكنت أحد الباحثين فيه. وإنني أشكر الجامعة الإسلامية بشانتبورم والمسؤولين عن هذا المؤتمر على إتاحتهم فرصة المشاركة للعبد الفقير في هذا المؤتمر التاريخي، ممثلاً لجامعة دار السلام عمر أباد بجنوب الهند. والله نسأل أن يرحم الفقيد القرضاوي
ويجعل ما قده من خدمات في ميزان حسناته ويتجاوز عن سيئاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إنني تحدثت عن نشأة الشيخ وحياته العملية، وكذلك المناصب التي تولاها والجوائز التي حازاها، أتجاوز هذه الأمور نظراً لضيق الوقت. فأقول: حياة حافلة بالعطاء مملوءة بالابتلاء. ولد الشيخ القرضاوي في سبتمبر عام 1926 ميلادي في مصر، وتوفي في سبتمبر عام 2022 في قطر، فكان عمره رحمه الله 97 عاما قضاها في جهاد علمي وجهود دعوية، فكانت حياته حياة حافلة بالعطاء مملوءة بالابتلاء. فقد أودع بالسجن في مصر في شبابه مرات، وتعرض لأنواع التعذيب والأذى. يقول رحمه الله ذاكراً أيام سجنه: ثم رُحِّلنا إلى السجن الحربي الذي لا يمكن وصفه ولا تصويره بالكلمات والحروف نثراً أو شعراً. لقد عرف الناس من قديم الزمن السجون وما يجري فيها من فنون الأذى وألوان العذاب. سمعنا عن سجن الباستيل في فرنسا، وعن سجون الأكاسرة والقياصرة والفراعنة وغيرهم، لكن السجن الحربي أعطى صورةً عن السجن لا نظير لها فيما أعلم. وقد تجمع في هذا السجن الطرائق القديمة للتعذيب والطرائق الحديثة المستوردة من النازية والفاشية والشيوعية التي تفننت في أساليب تعذيب البشر وإذلالهم ومحاولة التأثير على أفكارهم وسلوكهم. كان رحمه الله صادعاً بالحق ومعلناً به، لا يخاف فيه لومة لائم، حتى إنه رحمه الله لم يجامل دولة قطر التي آوته ونصرته في بعض مواقفها السياسية وشدد النكير عليها. مؤلفات الشيخ القرضاوي: من الجوانب التي خدم بها الشيخ القرضاوي دينه وأمته مؤلفاته القيمة التي تعبر عن أفكاره وهمه تجاه أمته، والتي عالج فيها قضايا متعددة تتعلق بواقع الأمة وماضيها ومستقبلها، وهو من المكثرين في التصنيف، فمؤلفاته تجاوزت 70. ومن أبرز مؤلفاته التي عرف بها في العالم الإسلامي كتاب فقه الزكاة، والذي قيل فيه إنه كتاب القرن بالنسبة للقرن الماضي. تحدث فيها عن المسائل القديمة والمستجدة التي تتعلق بالزكاة، تكلم فيها بفقه عميق ورأي صائب. الشيخ القرضاوي فقيها. العالم الإسلامي عرف الشيخ القرضاوي كفقيه بارز من الفقهاء المعاصرين، له اطلاع واسع على كتب الفقهاء المتقدمين، ونظر ثاقب في حاضر عالم تفوق على معاصريه باجتهادات كانت من أولياته. وهو من أهل الاجتهاد الذين لم يتقيدوا في فتاويهم بمذهب معين، بل كان يختار في المسائل الفقهية ما ترجح لديه في ضوء ما يسوقه من الأدلة، ورسم لنفسه خطوطاً تتميز بروح التوسط والاعتدال، حيث قال رحمه الله: من خصائص المنهج الذي سرت عليه التزام روح التوسط دائمة والاعتدال بين التفريط والإفراط، بين الذين يريدون أن يتحللوا من عرى الأحكام الثابتة بدعوى مسايرة التطور من المتعبدين بكل جديد، وبين الذين يريدون أن يظل كل ما كان على ما كان من الفتاوى والأقاويل والاعتبارات تقديساً منهم لكل قديم. وهذا التوسط والتيسير الذي اختار رحمه الله لنفسه منهجاً في الفقه وفهم الدين يتجلى بوضوح في فتاويه ومؤلفاته واختياراته الفقهية. وكتابه الحلال والحرام في الإسلام خير شاهد على ذلك، وإن كان بعض ما اختاره في هذا الكتاب وما ذهب إليه فيه محل نقاش بين أهل العلم كما سنبينه خلال الصفحات الآتية. الشيخ القرضاوي خطيباً. كان الشيخ القرضاوي رحمه الله من أشهر خطباء العالم الإسلامي
الذين إذا خطبوا وجدوا لندائهم آذاناً صاغية وقلوباً واعية، وكانت خطبه تمتاز بمعالجة قضايا العالم الإسلامي. لقد اعتلى المنبر الشيخ وهو ابن 17 عاما، فخطب في مسجد آل طه بالمحلة الكبرى في مصر أيام كان طالباً في الأزهر، وذلك خلال المدة عام 1951 وعام 1954. وبعد سنتين انتقل إلى جامع الزمالك بالقاهرة فخطب بها لمدة عامين، وذلك في عام 1956 وعام 1957. وقد جمعت هذه الخطب التي يلقاها في مصر بعنوان نفحات الجمعة، إلا أن الظروف الأمنية في مصر حالت دون ظهورها على منصة الشهود. ثم إنه رحمه الله لما انتقل إلى قطر عين خطيباً في جامع عمر بن الخطاب بالدوحة، وكانت خطبه في هذا الجامع مشهورة منشورة، ولم يزل يخطب في هذا الجامع سنوات حتى توقفت خطبه لظروف سياسية. الشيخ القرضاوي شاعراً: إن من الجوانب الخفية في شخصية الشيخ القرضاوي التي لا يعرفها كثير من الناس مساهمته في الشعر العربي وإثراؤه للأدب العربي بقريحته الشعرية، فهو من شعراء العصر الحديث تناول في شعره قضايا الأمة والإيمان، وعبر عن عاطفته تجاه المسجد الأقصى وقضايا المسلمين، كما زين شعره بفضائل الأخلاق وجميل الشيم، وله ديوان باسم نفحات ولفحات. ومن قصائده المشهورة قصيدة ملحمة الابتلاء المعروفة بنونية القرضاوي تحتوي على 300 بيت، وكذلك من أشهر قصائده القصيدة التي استهلها قائلاً: مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموت ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. اختلاف أهل العلم مع الشيخ القرضاوي في بعض فتاويه ومواقفه. وعندما نتحدث في هذا المؤتمر عن خدمات الشيخ القرضاوي رحمه الله ومآثره، لابد أن ننبه على بعض فتاويه ومواقفه التي خالفه فيها أهل العلم من عصره وشددوا النكير عليه، وهذا نقوله إبراءً للذمة وأداءً للأمانة العلمية. وليس غرضنا من إيراد بعض النماذج من هذا القبيل التنقيص من شأن الشيخ، فلسنا كالذباب الذي لا يعرف الوقوع على الأزهار المعطرة، وإنما يعرف الوقوع على النجاسة فقط، وإنما غرضنا التواصي بالحق الذي أمرنا الله به عز وجل وجعله ديدنة المسلمين قائلاً: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن هذه المواقف فتواه بإباحة نزع الحجاب في المدارس الحكومية للطالبات المسلمات لضرورة التعليم في بلاد فرنسا وغيرها من البلاد الغربية. واستند الشيخ في هذه الفتوى إلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، إلا أن هذه الفتوى أحدثت ضجة في الأوساط العلمية، وانتقدها أهل العلم بعدم انطباق القاعدة الفقهية المذكورة على واقع الطالبات المسلمات هناك لعدم تحقق الضرورة لأجل إمكانية حصول التعليم في النظام الدراسي هناك بالدراسة من البيت، ما يسمى بالإنجليزية هوم سكول، فأين الضرورة هنا؟ ومن مواقفه التي كثر الكلام عنها في الأوساط العلمية ترحمه على بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني، ودعاؤه له بأن يثيبه الله له على إخلاصه لدينه ونشاطه في نشره. وقد انتشر هذا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، ولا شك أن بابا الفاتيكان هذا كانت له مواقف سياسية يشكر عليها، لكن إخلاصه لدينه ونشاطه في نشره ليس مما يسوغ لنا مدحه والثناء عليه والدعاء بالرحمة له، فأي رحمة ترجى في الآخرة لمن مات على عقيدة ثالث ثلاثة. ومن هذه المواقف
التي كثر النقد عليها موقفه رحمه الله من رجم الزاني والزانية، والذي تبناه نقلاً عن الشيخ محمد أبو زهرة، وذلك بأن الرجم في الزنا شريعة يهودية أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم لما نزلت آية سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ألغت حد الرجم. ولا شك أن هذا لا يتنافى ما ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذا الحد بأن حد الرجم جزء من السبيل الذي وعد الله به في سورة النساء: حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فلا نقول إلا ما قيل: لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، والكمال لله وحده. وفي الخاتمة: إن الحديث عن الشيخ القرضاوي وجهوده ليطول، والموضوع ذو شجون، وما ستره قلمي كتبته في عجالة مع اعترافي بعدم إيفاء الموضوع حقه. فالحياة الحافلة بالعطاء من حقها أن تشكر بالمؤلفات الزخمة ليس بالبحوث فقط. والله أسأل أن يرحم الفقيد القرضاوي ويجعل الجنة مثواه، وأشكركم على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن في الحقيقة نقوم بدمج الجلستين، الجلسة الافتتاحية والجلسة الأكاديمية الأولى. فقبل أن نبدأ الجلسة الأكاديمية نقوم بتدشين كتاب، والكتاب للأستاذ النوري نوشاد النوري نائب عميد جامعة ديوبانس. يقوم بتدشين هذا الكتاب الأستاذ الفاضل علي باوتي، رئيس اتحاد العلماء بكيرلا ومدير الجامعة الإسلامية سابقا. ويستلم هذا الكتاب الأستاذ الفاضل الحافظ عبد العظيم عمري، فليتفضل مشكورين. والذين في المنصة يقومون بعرض الكتاب ويصوروا معا. والذين في المنصة يقوموا بعرض الكتاب ويصوروا معا إن شاء الله. ونلتمس من الأستاذ الفاضل علي باوتي لإلقاء كلمات، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومن دواعي السرور أن أقوم بتدشين هذا الكتاب لأخينا الفاضل دكتور محمد نوشاد النوري القاسمي الذي ألفه باللغة العربية على عنوان فقه الدعوة لدى الإمام يوسف القرضاوي. ومن سوء حظي أني لم أستطيع أن أطلع على هذا الكتاب سابقا، فلذلك أنا لا أستطيع أن أتكلم شيئا عن محتوى هذا الكتاب. وكما تعلمون أن شيخ يوسف القرضاوي من عمالقة هذا القرن ومن فطاحل العلماء الذين يذكر عنهم
الأجيال القادمة ويستفيدون من كتبهم ومؤلفاتهم وما قدمه من الإسهامات العظيمة لخدمة هذا الدين في القرن المنصرم. ومن سعادتي بهذه المناسبة أن أذكر أنني استطعت أن أتتلمذ للشيخ يوسف القرضاوي وأستفيد منه خلال 21 سنة الطويلة، وكنت أجد متعة لا توصف بحضوري عند الشيخ يوسف القرضاوي والاستماع إلى خطبه وكلماته والصلاة وراءه في رمضان المبارك صلاة التراويح، وكنا نجد لذة ومتعة عظيمة بمثل هذه الأمور، واستفدنا من الشيخ يوسف القرضاوي استفادة عظيمة. والشيخ يوسف القرضاوي قام بزيارة هذه الجامعة مرتين، مرة عند الاحتفال بيوبيل الفضي، والمرة الثانية عندما رفعنا مستوى هذه الكلية إلى جامعة إسلامية في 2003. وكذلك أنا كنت رافقته في رحلته إلى دلهي أيضاً، والشيخ يوسف القرضاوي قد تشرف بزيارة مقر الجماعة الإسلامية في دلهي وألقى هناك خطبة باللغة العربية للجماهير، وكان الشيخ يوسف القرضاوي يتكلم باللغة العربية والأستاذ ظفر الإسلام خان كان يترجم كلمته، وما يقوله المستمعون من الأسئلة باللغة الأردية كنت أترجم هذه الأسئلة للغة للشيخ يوسف القرضاوي. وهناك ذكريات عظيمة عن شيخنا الشيخ يوسف، ولا مجال هنا ولا يسعنا الوقت يعني للحديث عن مثل هذه الأمور. وكما تعلمون أن الشيخ يوسف القرضاوي عالم موسوعي، لم يتخصص في ميدان واحد من العلوم الشرعية، ولكنه كان فارسا في ميادين مختلفة. وإذا تكلمت عن اللغة العربية وكان أديبا فريدا، وإذا تكلمت عن الفقه الإسلامي كان مفقها عظيما، وإذا تكلمت عن عالم عقائدي وله عدة مؤلفات في هذا المجال، وإذا تكلمت عن الحديث فهو الذي لخص كتاب المنذر الترغيب والترهيب وصنفه في مجلدين وسماه المنتخب، وكذلك له عدة كتب في ميدان علوم الحديث وفي علوم القرآن، وهكذا لا يتجاوز تقريبا يعني 150 كتاب. فالآن الجيل الجديد ينبغي عليهم أن يدرسوا أن يقرأوا القرضاوي قراءة متأنية، وكذلك يستمعوا إلى آرائه وأفكاره، فلا عجب أن يوجد هناك انتقادات لبعض الآراء، لأن العلماء هكذا كل واحد يؤخذ من كلامه ويترك، وليست العصمة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما نمر على كتب القرضاوي
نرى فيه العقلانية والوسطية، ويذكر آراءه بأدلة واضحة، وهذا ينبغي للقارئ قراءة هذه الكتب، لأن الكليات الإسلامية والجامعات الإسلامية في هذه الأيام، الطلاب الذين يتخرجون من هذه الكليات لا يطلعون على مثل هذه الكتب، ولا يعطون الأهمية لما ألفه أمثال هؤلاء العلماء الكبار حول مختلف المجالات. فكتابنا هذا كتاب فقه الدعوة الذي ألفه الأخ الكريم محمد نوشاد النوري القاسمي، أظن أنه إن شاء الله سوف يفيد الطلبة ويقدم تعريفاً بالشيخ يوسف القرلاوي وعن أعماله ونشاطاته ومقامه العالي في مجال الدعوة الإسلامية. فأنا أصلاً يعني لست من العلماء، من الخطباء المعينين والمقررين سابقاً، ولكنني فوجئت بأنني حملت بهذه المسؤولية الذي هو يعني تدشين هذا الكتاب. فليس يوجد لدينا متسع من الوقت للذهاب إلى ميادين مختلفة التي تتعلق بحياة الشيخ يوسف القرلاوي. ونحن قبل هذا عندما توفي الشيخ رحمه الله عقدنا جلسة عامة هنا في هذا المكان، وتكلمنا حوله وحول حياته، وأصدرنا أيضا مجلة خاصة، جريدة، مجلة أسبوعية خاصة بيذكر أو تذكر خدمات التي قدمها الأستاذ يوسف القرلاوي للأمة الإسلامية. ولا شك أن حياته يتطلب للكتابة أكثر فأكثر عنه، وإضاءة إلى ما خفي من آرائه، والتفكر بعناية عن أدلته التي قدمها للاستدلال على آرائه. فهنا لا أريد أن أطيل الحديث، وأترك المجال للخطباء أو للإخوة القادمين، وأشكر فضيلة الشيخ محمد نوشاد النوري على كتابتي وتأليف هذا الكتاب الجميل، وأظن أنه يعني عرض لكثير من المواضيع المختلفة التي تتعلق بحياة شيخنا اليوسف القرلاوي. وبهذا أقوم بالاختتام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ علي باوتي رئيس اتحاد العلماء بكيرلا ومدير الجامعة الإسلامية سابقا. والآن ندعو الباحثين، الأستاذ شاكر حسين الباحث في جامعة بنارس، والباحث شعيب مرزا خريج الجامعة الإسلامية، أن يتفضل إلى المنصة. فنبدأ الجلسة الأكاديمية بدون أي تأخير وبدون أي فصحى، ونلتمس من الأستاذ الدكتور إلياس مولوي أن يرأس هذه الجلسة، فليتفضلوا مشكورين. Now, ladies and gentlemen, we are moving on to the academic sessions. The first session is Islamic Thought and Revival. The session is moderated by Dr. K. Ilyas Maulavi, Vice President, Ittihad al-Ulama, Kerala. We have a brilliant panel of speakers who are distinguished scholars. It is now my privilege to introduce our esteemed speakers who will be sharing their valuable insights with us today.
First, let me welcome Dr. Muhyiddin Ghazi, the director of the Tansif Academy in New Delhi. Dr. Ghazi is a renowned scholar with a deep understanding of Islamic studies, and we look forward to his enlightening presentation. Sir, please. نتشرف بدعوتكم للمساهمة في تقديم ورقة علمية ثقافية غنية بمعرفتكم وتجربتكم حول كتب الشيخ القرضاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوعنا هو الحرية ومشروع التحرير في فكر القرضاوي رحمه الله تعالى. فبداية ولا بد منها تقديم تحية تقدير وإجلال، تحية مباركة لحركات المقاومة الإسلامية التي تصنع أروع البطولات لتحرير أرض فلسطين من الغاصب المحتل، وتحرير الأمة الإسلامية كلها من استعمار الغرب لها. وما أخطأ من قال إن الإمام القرضاوي كان قائدا ملهما لحركة تحرير القدس وفلسطين. والآن سأتكلم وأعرض بعض النقاط عن مشروع الحرية والتحرير لدى الإمام القرضاوي. فقد دعا إلى التحرر من كل خوف وضغط في عملية الاجتهاد، ودعا إلى إيجاد مناخ الحرية في محيط الحركات الإسلامية، ودعا إلى نظام إسلامي يضمن الحريات للشعب بكل مكوناته. دعا الأمة إلى التحرر من كل عبودية وضغط وخوف. دعا علماء الأمة إلى التحرر من التقليد للقديم والجديد. ساوى بين اتباع هوى السلطان واتباع أهواء العامة. ولم يكتفي بالدعوة فقط، بل أحرز أهدافا عملية، فأعد نخبة من العلماء الأحرار وجيلاً من الشباب يعشق الحرية ويتغنى بها. أصدر فتاوى تتميز بالجرأة والحرية، غير مبالٍ بما سيتواجه من الطعن والتشنيع. وقف مع أحرار الأمة في الربيع العربي إماماً ثائراً. وقف بعقله وعاطفته مع المقاومة الإسلامية لتحرير فلسطين والمسجد الأقصى. قاد تأسيس مجمع فقهي دولي يتمتع بحرية كاملة، ليكون نموذجا في الاجتهاد الجماعي الحر، وهو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. جمع العلماء الأحرار تحت راية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، لتكون لهم استقلالية في الرأي والصوت في جميع قضايا الأمة دون انحياز إلى طرف. والآن نعرض بعض جوانب من شخصية القرضاوي وفكره تجاه الحرية، وسوف نكتفي بمقتطفات من كلامه، فكلامه أولى أن يعرض من كلامي أنا. فيقول الشيخ القرضاوي وهو يمدح الشيخ الغزالي: نحن أمام عالم مفكر حر عاش عمره كله للإسلام ولا يشرك به شيء آخر، ونذر له فكره وقلبه ولسانه وقلمه وجهاده واجتهاده، وخاض معارك حياته كلها تحت راية الإسلام،
رافضا كل راية جاهلية بأي اسم ظهرت وتحت أي عنوان تزينت للناس. هذا كلام الشيخ القرضاوي عن الشيخ الغدالي، ولكنه يصدق 100% تماما على الشيخ القرضاوي. ثم يتكلم الشيخ القرضاوي عن الإمام أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، وهذا الكلام أيضا يصدق على الشيخ القرضاوي نفسه تماما. يقول: كان الناس في حاجة إلى شخصية كبيرة لها وزنها، تحرك العقول الراكدة من سكونها، وتقاوم تحجر الفكر، وتدعو إلى التحرر من أغلال التقليد والعصبية. شخصية لا تتهم بالقصور في علمها، ولا بالعجز في فكرها، ولا بالوهن في دينها، ولا بالتفريط في سلوكها، ولا تبالي بما يقول الناس عنها. ألا وهي شخصية القرضاوي. ثم الشيخ القرضاوي يمدح فتاوى الشيخ رشيد رضا، وهذا الكلام أيضا يصدق على فتاوى الشيخ القرضاوي. يقول: فتاوى مكتوبة بروح الاستقلال العملي والتحرر من ربقة المذاهب والتقليد والتعصب لرأي بعينه، فصاحبها لا يرجع إلا إلى الكتاب والسنة وأصول الشريعة. الشيخ القرضاوي يتكلم عن فشل الديمقراطية والاشتراكية في تحقيق الحرية، مع أن الديمقراطية كانت تنادي إلى الحرية، والاشتراكية جاءت باسم الحرية. فيقول: وفشل الحلان كلاهما في تحقيق الأمن والطمأنينة والحرية الحقيقية للشعب، التي تتمثل في حرية الفرد في أن يفكر وينقد ويبدي رأيه فيما يراه من عوج وفساد، وفي أن يندد مع غيره بالظلم والطغيان دون أن يخشى على نفسه من كلاب الصيد التي تختطف الأحرار من بيوتهم. بعد بيان فشل الديمقراطية والاشتراكية يطرح الحل الإسلامي، فيبين ميزة الدستور الإسلامي، ويقول: يجب أن يؤكد هذا الدستور حق الفرد الإنسان أو المواطن في الحرية. وإنما نعني بحرية المواطن أو الإنسان هنا خلاصه من كل سيطرة تتحكم في تفكيره أو وجدانه أو حركته، سواء كانت سيطرة حاكم مستبد أم كاهن متسلط أم إقطاعي ورأسمالي متجبر. فتصور للحرية تصور شامل وواسع. الشيخ القرضاوي ينادي الحركة الإسلامية وينبهها تجاه مسألة الحرية، فيقول: إن أخشى ما أخشاه على الحركة الإسلامية أن تضيق بالمفكرين الأحرار من أبنائها. ويشكو من بعض الحركات الإسلامية ويقول: تفر إنها تفر من الأفكار الحرة والنزعات التجديدية التي تختلف المألوف والمستقر من الأفكار والأعمال، وتضيق بالمفكرين من هذا النوع الذي يصعب صبه في قالب حجري لا يفارقه، أو حبسه في قمقم فكري لا يخرج منه، وربما تصدر في شأنهم قرارات أشبه بقرارات الحرمان، بحيث لا تقرأ كتبهم ولا تشهد حلقاتهم. ويحذر من نتيجة هذا التشديد والتغليظ، فيقول: عندئذ تتسرب الكفايات العقلية القادرة على التجديد والابتكار من بين صفوف الحركة، كما يتسرب الماء من بين الأصابع، ولا يبقى في النهاية إلا المحافظون المقلدون. ويؤكد على الحركة الإسلامية شيئا مهما جدا بعد تجارب طويلة للحركات الإسلامية، فيقول: الواجب على الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة أن تقف أبدا في وجه الحكم الفردي الدكتاتوري والاستبداد السياسي والطغيان على حقوق الشعوب، وأن تكون دائما في صف الحرية السياسية المتمثلة في الديمقراطية الصحيحة غير الزائفة،
وأن تقوم بملء فيها للتقاة لا ثم لا. ويقول أن الحركة الإسلامية يناسبها جو الحرية والديمقراطية، فيقول الفكرة الإسلامية والحركة الإسلامية والصحوة الإسلامية لا تتفتح أزهارها ولا تنبت بذورها ولا تتعمق جذورها أو تمتد فروعها إلا في جو الحرية ومناخ الديمقراطية. لهذا لا أتصور أن يكون موقف الحركة الإسلامية إلا مع الحرية والديمقراطية السياسية. ثم يتجه إلى علماء الأمة وإلى فقهاء الأمة وينبههم من التقليد الذي يحجر على العقول، فيقول ومن عيوب دعاة التقليد الذين يوجبونه على كل الناس أنهم يحجرون على العقول أن تفكر وعلى المواهب أن تبدعنا، ويفرضون على العلماء وإن بلغوا ما بلغوا أن يفكروا برؤوس غيرهم، وبعبارة أخرى برؤوس الموتى من 12 قرنا أو تزيد. ويقول إن التشديد على العلماء والتضييق عليهم ومنعهم من حرية الاجتهاد يقتل روح الاجتهاد، فيقول إنه يقتل روح الاجتهاد ويخيف كل ذي اجتهاد حر من إعلان رأيه خشية أن تصب عليه صياط التشنيع وتصوب إلى صدره سهام الاتهام وبذلك تختنق الآراء الاجتهادية الحرة في صدور أصحابها، ويسود جو الخوف من التجديد والرهبة من مخالفة المألوف، وفي هذا خسارة كبيرة على الفقه وعلى الفكر وعلى الأمة جميعا. الشيخ القرضاوي ينادي المفكرين والعلماء والفقهاء والمثقفين من التحرر من كل خوف، فيقول يجب أن يتحرر المجتهد من الخوف بأنواعه: الخوف من سلطان المتسلطين من الحكام الذين يريدون فتاوى جاهزة دائما تبرر تصرفاتهم وتصفي الشريعة على أعمالهم، والخوف من سلطان الجامدين المقلدين من العلماء الذين يشنون الغارة على كل اجتهاد جديد، وأن يتحرر من الخوف من سلطان الجماهير والعوام الذين يستطيع هؤلاء المقلدون أن يثيروهم على كل رأي مخالف لما ألفوه. وله تعبير دقيق جدا رائع جدا بليغ جدا عن المتعبدون للجديد والمقدسون للقديم، وينادي فيقول حطموا تلك القيود اتباع هوى السلطان. من القيود من أنواع العبودية اتباع هوى السلطان واتباع هوى العوام والخضوع لضغط الواقع والعبودية للفكر الغربي وللحضارة الغربية والجمود على ما سطر في كتب الفقه. وهو يقول أن منهج السلف يمثل الحرية، فإذا كنا على منهج السلف فينبغي أن نكون كما كان السلف. اتباع منهج السلف يجب علينا أن نجتهد لعصرنا كما اجتهدوا لعصرهم، وأن نفكر بعقولنا لتنظيم حياتنا كما فكروا هم بعقولهم، وأن نراعي زماننا وبيئتنا وأعرافنا وأحوال عيشنا إذا أفتينا أو قضينا أو بحثنا أو تعاملنا مع أنفسنا أو مع الآخرين كما راعوا هم في كل ذلك، وأن نقتبس من غيرنا ما ينفعنا كما اقتبسوا، وأن نبتكر في أمور دنيانا كما ابتكروا. ثم هو ينادي إلى مجمع فقهي حر، فيقول يجب أن يتوافر لهذا المجمع كل أسباب الحرية حتى يبدي رأيه بصراحة ويصدر قراره بشجاعة بلا ضغط ولا إرهاب من الحكومات أو من قوى الضغط في المجتمع. يجب أن يتحرر من الضغوط السياسية والاجتماعية معا. وهو عندما ينادي إلى الاجتهاد الجماعي لا ينكر حرية الأفراد في الاجتهاد، فيقول الاجتهاد الجماعي لا يقضي على اجتهاد الأفراد ولا يغني عنه. ماذا انتهى؟ نعم، بعد ذلك انتبه الشيخ القرضاوي إلى أمر مهم جدا، وهو يعني يتعلق كثيرا يعني من هموم الأمة الكبرى، وهو التطرف
فيقول سبب التطرف هو تكبيل الحريات، ويقول كان من أكبر الإثم الذي ترتكبه بعض الحكومات في البلاد الإسلامية مصادرة حرية الدعوة إلى الإسلام باعتباره عقيدة ونظام حياة، وكان هذا الضغط على الدعوة والدعاء والتضييق على العمل الإسلامي وخاصة العمل الجماعي والذي نشاهده في كل العالم العربي وكثير من العالم الإسلامي من أبرز الأسباب التي تدفع إلى التطرف دفعا. وعلاجه هو كما يقول افتحوا النوافذ لنسيم الحرية، كلام جميل جدا، افتحوا النوافذ لنسيم الحرية، وفي جو الحرية تظهر الأفكار في النور، فيمكن لأهل العلم مناقشتها وتسليط أضواء النقد عليها، فتثبت وتبقى أو تختفي وتذهب أو تعدل وتهز. وينادي فيقول إن الدعوة إلى الإسلام كالماء القوي الدافق، لابد أن تجد لها مجرى ولو بين الصخور، وإذا لم تفتح الأبواب النوافذ أمام هذه الدعوة علانية فلابد أن تبحث لها عن سراديب تحت الأرض حيث يسود الظلام وتلتبس الرؤية ويجد الغلو طريقه إلى الأنفس والعقول دون أن تجد من يصوب لها خطأها ويردها إلى سواء السبيل. وتأثر القرضاوي جدا في قضية الحرية للعلماء عندما قال أبو ذهرة رحمه الله في مؤتمر أنه كتم رأيه في الرجم 20 عاما، فقال القرضاوي فكرت طويلا وقلت كم من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة في صدور أصحابها، كم من آراء واجتهادات جديدة وجريئة تبقى حبيسة في صدور أصحابها حتى تموت معهم ولم يسمع بها أحد ولم ينقلها أحد عنهم. ثم هو نفسه كتب في هامش فتاوى مصطفى الزرقاء يقول فالرجم مع الجلد كالتغريب مع الجلد كما جاء في الحديث، جلد 100 وتغريب عام وجلد 100 والرجم، فيقول فالرجم مع الجلد كالتغريب مع الجلد، وإن لم يقل بذلك أحد من الفقهاء ولكنه في رأيي اجتهاد وجيه، وقد كنت كتبت في هذا شيئا ولكني لم أجرؤ على نشره. هذا العالم الجريء العالم الحر يقول وقد كنت كتبت في هذا شيئا ولكني لم أجرؤ على نشره. وأقول تسجيل عدم الجرأة أيضا جرأة في ذاتها، لأنه سجل ذلك وتركها للتاريخ. هناك رأي جريء جدا وسديد جدا ودقيق للشيخ القرضاوي عن اتباع أهواء العامة، فيقول في رأيي أن اتباع أهواء العامة أشد خطرا من اتباع أهواء السلطان، لأن الذين يتبعون السلاطين يكشفون ويرفضون، أما الذين يتبعون أهواء الجماهير فهم في نظرهم الأبطال الصادقون. ويقول أيضا كلاما في غاية الخطورة والدقة، يقول إن استعمار الأرض أهون خطرا وأقل ضررا من استعمار الإنسان. نعم إسرائيل احتلت أرض فلسطين ولكن لم تستطع أن تحتل الإنسان الفلسطيني، ولكن هناك دول الغرب احتلها إنسانا وليس أوطانا. ويغني ويتغنى الشيخ القرضاوي بالحرية وله أشعار كثيرة أذكر بعضها، فيقول يا زماني أنا حر حرر الإسلام ذاتي، أنا بالله عزيز عزتي في سجداتي، أنا لله ولي لا لعزة أو مناتي، أنا عبد الله لا عبد الهوى والشهوات، فنيت نفسي عن نفسي فسدت الكائنات. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا على الاستماع الطويل. شكرا للأستاذ الدكتور محي الدين غازي، وقد تمتع بالحرية الكاملة في فكر القرضاوي، والمطلوب من الباحثين الآخرين الالتزام بالوقت. ونطلب من الأستاذ الفاضل محمد نوشاد النوري لإلقاء كلمته وتقديم ورقته حول المنهج الدعوي في فكر الإمام القرضاوي، فليتفضل مشكورا. والرجاء والرجاء قبل أن يلقي فضيلة الأستاذ كلمته فلا بد أن نرطب الجو بشيء من مآثر وذكريات شيخنا الحبيب العلامة الإمام يوسف القرضاوي، ولا سيما نحن في خضم المعارك التي تدور في بيت المقدس وكنا في بيت المقدس. وأنا على يقين إن كان شيخنا القرضاوي حيا فكان النوم لقد طار من عينيه، ما كان ينام في مثل هذه الظروف الحرجة. ومن أحسن ما يذكر ولا ينسى التاريخ فتوى الشيخ يوسف القرضاوي بتحريم عقد سلام مع اليهود الصهاينة. صحيح أنه كان معتدلا ومتسامحا ووسطيا إلا مع اليهود، لأنه عرفهم وأدرك دسيسهم، فكان يتكلم بكل قوة وجدارة. فحينما زار رئيس الكيان سيمون بيريز الدوحة وسلم على يديه رئيس الوزراء القطري، خطب الشيخ، قام على مسجد منبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه مفوها وقال بأعلى صوته: الذي صافح يدي هذا السفاح سيمون بيريز فليغسل يده 7 مرات أولاهن بالتراب. فسمع هذا الكلام رئيس الوزراء القطري الثاني، وكان ذلك اليوم ولي العهد الأمير الوالي الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وبعد مدة مجزرة القانا التي راه ضحيتها 100 شهيد في جنوب لبنان، صافح أمير قطر يد الشيخ القرضاوي فقال: هذه اليد نظيفة حيث غسلناها 7 مرات يا شيخ. رحم الله شيخنا القرضاوي. فنحن نواصل هذه الندوة، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحضرت رئيس الحفلة وحضرات الأساتذة والباحثين والطلبة والطالبات، يطيب لي أولاً أن أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام يا السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء، إني أسجل كل معاني الشكر والتقدير لرئيس هذه الجامعة الدكتور عبد السلام حفظه الله ورعاه، ومن معه من القائمين على هذا المؤتمر الذي يأتي تقديراً لجهود وإسهامات إمامنا القرضاوي
ووفاء ببعض حقه علينا وعلى الأمة الإسلامية كافة. وإن القائمين على هذا المؤتمر قد شرفوني أكثر بأنهم قرروا تدشين كتابي الذي يحمل اسم فقه الدعوة لدى الإمام القرضاوي، فلهم وافر الشكر والتقدير وجزاهم الله خيرا. وموضوعي اليوم هو المنهج الدعوي لدى الإمام القرضاوي. قبل كل شيء تحدثت عن أهمية الدعوة في الإسلام، وهذا ما يعرفه الجميع، إن الدعوة إلى الله تعالى وظيفة جليلة وقربة عظيمة، لها منزلة عالية في الشريعة، ويكفيها شرفاً ومنزلة كونها وظيفة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإن الدعوة إلى الله برزت في أعظم صورة وأضخمها عندما قام بها النبي الخاتم سيدنا ونبينا محمد المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت خاتمة الدعوات وبالغة أقصى الغايات، خاطبت الدنيا كلها وهزت البشرية جمعاء. الدعوة إلى الله بمعناها الشامل ظلت شعار هذه الأمة ودثارها وسبب خيريتها على كافة الأمم والشعوب. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أما في عصرنا الحاضر الذي تقلبت فيه الموازين وانعكست المعايير وأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا واختفت الشرائع وتحكمت المحدثات وأعجب كل ذي رأي برأيه وقل دعاة الخير وكثرت ببغاوات الشر، اشتدت حاجة الأمة الإسلامية إلى دعاة مخلصين يفقهون الإسلام حق الفهم ويملكون الثقافة الواسعة. وقد شهدت الأمة الإسلامية في القرن العشرين، إني كتبت ملخصات فقط هنا، قد شهدت الأمة الإسلامية في القرن العشرين طائفة من العلماء الذين جمعوا بين العلم والعمل والبصيرة والخبرة والإلمام بالواقع والثقافة الواسعة المنفتحة، وعملوا على خلق صحوة الإسلامية وترشيدها والإبقاء على حرارتها وإذكاء شعلتها. هم في الواقع مصابيح الهدى في دياجير الظلم والشرك والإجحاف والهوى وأحجار الصوى في طريق الأمة الإسلامية في القرن الأخير. ومن هؤلاء الأعلام المجددين شيخنا العملاق الإمام يوسف القرضاوي. وذكرت هنا شخصية الدكتور الموسوعية. أما بالنسبة إلى الشخصية الدعوية للإمام القرضاوي، فقد ذكرت إن الدعوة الإسلامية لها عناصر ومقومات، منها ما يتعلق بشخصية الداعي ومنها ما يتعلق بآليات الدعوة. ومن أبرز ما يتعلق بشخصية الداعي ما يلي: العقيدة السليمة، الإيمان القوي، الفهم الدقيق للإسلام دينا وحضارة، الخلق الحسن، الصدق والإخلاص، شدة الصلة بالله، الدعوة بالحكمة والرحمة، الصبر والثبات والاستقامة، الثقافة الواسعة. هذا ما يتعلق بالشخصية الداعي، وهذه مواهب دعوية للإمام القرضاوي. وأراني في غنى كل الغنى عن بيان مدى اتصاف الإمام القرضاوي بهذه الصفات والمواصفات، فهو أشهر من البيان. ولكني أنتقل إلى وسائل دعوية، وسائل دعوية للإمام القرضاوي. أريد أن ألفت انتباه السادة والمشاركين إلى العناصر المتصلة بآليات الدعوة الإسلامية في العصر الحاضر.
فإن وجدنا كثيرا من العلماء اتسموا بمواصفات الدعوة المذكورة أعلاه، ولكنهم لم يبلغوا معشار ما بلغه الإمام القرضاوي من شهرة وقبول وتأثير، وهذا راجع في علمي إلى إهمالهم لجانب الآليات والوسائل الدعوية. ومن أهم الوسائل الدعوية في العصر الحاضر الخطبة، وكلنا يعرف شأن الإمام القرضاوي أنه كان خطيباً موهوباً ذلق اللسان. وإني أذكر هنا خطبته التاريخية التي ألقاها في دار العلوم ديوبند في عام 1980 بمناسبة المؤتمر المئوي في دار العلوم، وقد نشرت هذه الخطبة في كتابي هذا، هذه الخطبة أول مرة تنشر في كتاب من الكتب. ذكر الشيخ شيئاً مهماً بالنسبة إلى الأمة الإسلامية الهندية، فيقول ماذا؟ يقول: إنما المسلمون في الهند يعتبرون أقلية بالنسبة إلى الأكثرية الأخرى، ولكن هذه الأقلية تمثل تجمعاً ضخماً يقارب 150,000,000، ويقارب عدد المسلمين في البلاد العربية كلها. إني أوصيهم، ولكن أهم ما أوصيكم به أيها الإخوة التحاب ووحدة الكلمة. الشيخ يقول: أوصي بذلك الخاصة والعامة، أوصي بذلك الجميع، ولا مانع أن تتعدد المدارس وأن تتعدد الأفكار، فيا أيها المسلم كن ديوبندياً. يقول الشيخ: أيها المسلم كن ديوبندياً أو ندوياً أو إصلاحياً أو من جماعة التبليغ أو من أهل الحديث أو من أي فئة تنتسب إلى الإسلام، فإن كلهم تحت شعار الإسلام، كلهم ينادون الله أكبر، ينادون بحياة الإسلام. فأنادي أيها الإخوة أن تكونوا متحابين، نقف في سبيل الهدف الواحد. إن الأقليات الغير الإسلامية في البلاد الإسلامية تقف كتلة واحدة متراصة، ورغم أنها آلاف أو ملايين محدودة، إلا أنها بوحدتها قوية، ولكنكم أنتم عشرات من ملايين لا تتحدون. إن الله سبحانه يطالبكم بالوحدة والأخوة فيكم، وأن تذل هذه الوحدة والأخوة، هذه هي الوسيلة التي تركز عليها وصيتي الثانية. هذه كلماتي للشيخ الدكتور القرضاوي في دار العلوم. يجب أن تكون هذه الجملة وهذه الخطبة نبراساً ونموذجاً حياً. يجب أن نلاحظ هذه الجملة ونضعها في الاعتبار ونطبقها في واقع عملنا. لضيق الوقت شيخنا، هناك تأليف الكتب. كلنا يعلم أن الشيخ وصاحب أكبر موسوعة علمية في التاريخ العربي المعاصر، وهو ليست كتبه كلمات معادة مكرورة، يعني تسويد صفحات وجمع المعلومات، بل فيه تأصيل وتنظير وتطبيق وتجديد، وهذا ما نلمحه في جميع مؤلفاته. أما التدريس فكلنا يعرف أنه ظل مدرسا. أما الشعر فقد تحدثت عن شعره قليلا. قليل من الناس من يعتبر الشعر أداة دعوية قوية، مع أن تأثيره في العقول والقلوب أمر لا ينكره أحد، فقد يملك الشعر الواحد من التأثير والهزة والإثارة ما لا تملكه خطب طويلة وعريضة. إن شيخ القرضاوي عرف بشاعريته قبل كل شيء، حتى قبل أن يعرف فقيها. والشيخ يبدو للناظر في دواوينه أن الشيخ يستغل موهبته الشعرية في صالح الأهداف ونبيل الأغراض، فنراه يتغنى باعتزازه بالإسلام وبالأخوة الإسلامية، ويرثي أحوال الأمة في كل مكان من فلسطين وأفغانستان وغيرها. ومن أشهر وأروع ما دبجه يراعه وفاض به خاطره قصيدته مسلمون، التي سارت بها الركبان وشرقت شهرتها وغربت، والتي جاء فيها
نحن بالإسلام كنا خير معشر، وحكمنا باسمه كسرى وقيصر، وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر، ونشرنا في الورى والله أكبر. فاسألوه إن كنتم لا تعلمون، مسلمون مسلمون مسلمون. سائل التاريخ عنا ما وعى، من حمى حق فقير ضيع، من بنى للعلم صرحا أرفعا، من أقام الدين والدنيا معا. سائلوه سيجيب مسلمون، مسلمون مسلمون مسلمون. وبأن غزة العزة الصامدة الصابرة المحتسبة أجرا عند الله تكتب في هذه الأيام أروع صفحات في تاريخ الجهاد والكفاح، وتسطرها بدماء شهدائها، وتصمد أمام جبابرة العالم، وفي خذلان مبين من المسلمين حكومات وشعوب، وتعاني في سبيل تحرير الأقصى فوق ما يتصوره الإنسان، ويعجز عنه كل لسان وبيان. فلننتقل إلى كلام للإمام القرضاوي في الموضوع فيه القوة والروعة والغيرة والحمية. كان الإمام القرضاوي، إن القضية الفلسطينية بالنسبة إليه إلى الإمام القرضاوي كانت قضية العمر، وهي قضية العمر بالنسبة له. كان يقود المسيرات منذ عام 1940، يعني قبل أن يكون هنا تشكيل دولة يهودية غاشمة في أرض العرب. يقول الشيخ: عندما قامت دولة صهيونية في عام 1948 في فلسطين، وتم تهجير الفلسطينيين من الديار الفلسطينية، قال الشيخ نشيد اسمه نشيد الثورة جاء فيها: أنا عائد وأقول للفلسطينيين وللعالم أجمع، عالم أجمع، أن الشيخ القرضاوي ما زلنا نتمثل به، أنا عائد، أقسمت أني عائد، والحق يشهد لي ونعم الشاهد، ومعي القذيفة والكتاب الخالد، ويقودني الإيمان نعم القائد، لغة الدمى لغتي وليس سوى الدمى، أنا عن فنون القول أغلقت الفم، وتركت للرشاش لأن يتكلم، ليحيل أوكار العدو في جهنم. يا إخوتي هبوا ليوم الموعد، هذه يدي، فضعوا يديكم في يدي، لا تذكروا للأمس، نحن مع الغد، ولنا صلاح قدوة فلنقتدي. ولما اعتقل الشيخ في عام 1962 وألقي في سجن المخابرات المصرية حول 7 أسابيع، أنشأ هناك 3 قصائد، إحداهن عن فلسطين باسم ثورة لاجئ، جاء فيها، شكرا، ثورة لاجئ. إني أقول للإخوة أن اقرأوا هذه القصيدة التي جاءت بأسلوب قصصي، جاء فيها: إني حييت ليوم لا مرد له، للثأر للدم لاسترداد أوطاني، لأستعيد فلسطينا كما غصبت بالدموع لا بالدموع أو بالدم لا بالدموع أو بتحناني، لأزرع الأرض ألغاما أفجرها نارا على من بها بالأمس أصلاني، لأحمل المدفع الجبار أطلقه في صدر من قتلوا أهلي وإخواني، لأنزع الدار والأرض التي نهبوا من كل لص ونهاب وخواني، لأرجع القبلة الأولى مطهرة من كل قرد وخنزير وشيطاني. وعندما بدأ المكر اليهودي المتمثل في الحل السلمي والحل السل، وكان في العرب من شجع هذه المفاوضات وعلق بها أمالا بعيدة، ففي تلك المناسبات أنشأ شيخ القرضاوي قصيدة باسم سراب السلام أو سلام السراب، وجاء فيها: وقالوا أبشروا بالسلم يا عرب امرئ القيس، بدت في الأفق طلعة شمسه صفراء كالبرس، تولى عهد شامير شبيه الأسود العنس، وأقبل بعد رابين أخو عنترة العبس، ورابين، وجاء فيها كلمة سارت مسير الأمثال: فما معنى فلسطين بلا أقصى ولا قدس، فلسطين بلا قدس كجثمان بلا رأس. هذا ما قاله الشاعر. فمعذرة أيها الإخوان على إطنابي حول إسهامات الشيخ القرضاوي الشعرية، وكنت أقول هذا، يعني قد وظف الشيخ الموهبة هو الشعرية في صالح الأهداف النبيلة، الندوات والمؤتمرات الشيخ استغل، وكذلك البرامج الإذاعية، وقد ذكرت الصحف والجرائد، الرسائل والبيانات والمقابلات الشخصية. أيها الإخوة، عندنا أيضاً، إن الأمة كلها وعلماءها خاصة دعاة، هذه الأمة أمة الدعوة، نحن دعاة طبعاً، وبحكم الشرع نحن دعاة ورعاة،
عندنا تخرج جماعات الدعوة والتبليغ، ما الذي ينقص جماعتنا؟ ينقص الاستغلال، استغلال آليات والوسائل الدعوية. يجب أن الهدف هو الذي لا يتغير، وأن الوسائل يجب أن تتغير وتواكب العصر وتسير الأحداث، ويجب أن تجد مكاناً في قلوب الناس. فيجب علينا جميعاً استغلال جميع الوسائل الدعوية في العصر الحاضر، كما استغل إمامنا القرضاوي وبلغ ما بلغ حتى أصبحت كلمته الواحدة تحدث ذبذبة هائلة في المجال السياسي والمجال الاجتماعي كما عرفنا كلهم. وكذلك ذكرت أخيراً معالم دعوية للإمام القرضاوي، هناك طابع عام وسمات اتسمت بها دعوة الشيخ القرضاوي، وهي التيسير والتبشير والوسطية وشمول الإسلام والاجتهاد والتجديد. وقد رأيت محاور المؤتمر، هذا المؤتمر، فوجدت أن الأساتذة والباحثين قد أعدوا بحوثاً وكلمات حول هذه المحاور، فأترك هذه الموضوعات للباحثين الآخرين وأكتفي بهذا. وشكراً لكم جميعاً على حسن الاستماع والإنصات، وشكراً للقائمين على هذا المؤتمر، على عقد هذا المؤتمر، وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. توزيع هذه الأوسمة التذكارية للأساتذة الضيوف، لكل من الأستاذ الفاضل محي الدين غازي مدير أكاديمية التصنيف وسكرتير الجماعة الإسلامية، والأستاذ الفاضل الحافظ عبد العظيم عمري نائب عميد جامعة دار السلام عمر أباد، والأستاذ الفاضل محمد نوشاد النوري محاضر جامعة دار العلوم بديوبنس، فليتفضلوا مشكورين. الأستاذ محي الدين غازي والحافظ عبد العظيم عمري والأستاذ محمد نوشاد النوري، شكرا للجميع. وبدون أي تضييع للوقت نلتمس من الباحث الأخ الكريم شاكر حسين لتقديم ورقته حول الأفكار الإسلامية في ضوء الكتاب الحلال والحرام في الإسلام، والرجاء منه الالتزام بالوقت. سعادة رئيس المؤتمر ورئيس الجلسة ورئيس الجامعة والأساتذة الأفاضل والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وموضوع ورقة اليوم الأفكار الإسلامية في ضوء الكتاب الحلال والحرام في الإسلام للشيخ القرضاوي. إن الشيخ القرضاوي كان عالماً محققاً وفقيهاً كبيراً وكاتباً وشاعراً وبرز كداعية إسلامي، وكان واسعاً الاطلاع غزير الإنتاج، يضرب بسهم وافر في الخطابة والأدب والشعر
ومن أكثر الدعاة المعاصرين قرباً من الجماهير وتأثيراً في الشعوب، وهو صاحب مدرسة التيسير والبسطية القائمة على الجمع بين محكمات الشرع ومقتضيات العصر. ألف الشيخ القضاوي مجموعة كبيرة نحو 200 كتاب تناولت مجالات عدة، ضمت علوم القرآن والسنة والفقه والعقيدة والدعوة والفكر والتصوف والأدب وغيرها. ومن بين أهم كتبه الحلال والحرام في الإسلام. يتناول هذا الكتاب مجموعة منتقاهم من المعاملات والعادات الاجتماعية وأحكامها الشرعية من حيث إباحتها وحرمتها فقط، بينما لا يتطرق للبحث الفقهي العميق في كل قضية على هدى. وحينما ظهر هذا الكتاب أثار موجة من الانتقادات ضد الشيخ القرغضاوي، خاصة من علماء السعودية، حتى أن الجهات المختصة منعت دخوله السعودية حتى سمح بتداوله فيما بعد، كما منع من دخول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ورفضت سلطات بريطانية منحه تأشيرته إلى أراضيها بسبب فتواه بتأييد العمليات التفجيرية التي تنقذها المقاومة الفلسطينية داخل إسرائيل، ووصفها بأنها استشهادية بعدما اعتبرتها بريطانية إرهابية. وأعلن رئيس فرنسا ساركوزي في اليوم 26 من مارس سنة 2012 منعه من دخول بلاده معلقاً بأنه شخص غير مرحب به في فرنسا، فيما كان إطار حديثه يدور حول الإسلاميين المتشددين، وصدر ضده حكم بالسجن في مصر، ووضع اسمه على قائمة المطلوبين للإنتربول الدولي، إلا أنه في ديسمبر سنة 2018 رفع اسمه من تلك القائمة بوصف الحكم ضده مسيسا ويفتقد إلى الحياد والشفافية. العصر الجديد. وفي عصرنا المتطور نرى الكثير من الناس يستهزئون بالقوانين الإلهية بأعمالهم السيئة، وهم لا يهتمون على الإطلاق بما أحل الله لهم ولا يجتنبون ما حرم الله لهم، بل يريدون أن يجعلوا الشريعة المحمدية حسب طبائعهم ويتبعون أهواءهم ويهلكون أنفسهم وهم مستمرون في مخالفة الله ورسوله، ويحبون الحضارة الغربية ويفتخرون بأذيائها. لقد حرصوا على أموال الدنيا ومناصبها إلى حد أنهم يتجرون بالكتاب والسنة للحصول عليها، ونسوا ما قال الله في كتابه الكريم: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. واستقر حب الدنيا في قلوبهم بحيث لا يفكرون في حياتهم الأخروية أصلا. وهؤلاء الناس وأمثالهم لا ينقذون أنفسهم من النار ولا يقلقون من إنقاذ عائلاتهم منها، كأنهم لا يحبونهم ولا يودون أن ينقذوهم من عذاب أليم. بينما قال الله في القرآن الحكيم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نظرية القرضاوي في اجتناب المحرمات للبلاد الغربية. ويقول الشيخ القضاوي: فالمسلمون في أوروبا وأمريكا لا يعرفون من الإسلام إلا أقل القليل. ومن وقت قريب كتب إلينا صديق أزهري مبعوث إلى ولاية من الولايات المتحدة يقول: إن معظم المسلمين في هذه الولاية يتكسبون من فتح البارات والتجارة في الخمور، ولا يشعرون أن ذلك من أكبر المحرمات في الإسلام. وأضاف قائلا: إن الرجال المسلمين يتزوجون بمسيحيات ويهوديات وربما بمثنيات، ويتركون بنات المسلمين يتعرضن للكساد ويفعلون. وإن كان هذا شأن المسلمين فما بالك بغير المسلمين، إنهم لا يعرفون إلا صورة دميمة الوجه شائهة الخلقة عن الإسلام ورسول الإسلام وأتباع الإسلام. ونرى معظم الباحثين العصريين في الإسلام والمتحدثين عنه يكادون ينقسمون إلى طائفتين: طائفة خطف أبصارهم بريق المدنية الغربية وختم على قلوبهم وعقولهم وسمعهم، كأنهم يعتقدون أن الإسلام مفروض عليهم أن يخضع لمدنية الغرب وفلسفته وتقاليده، كأن الحرام في نظرهم ما أحله الغرب والحرام ما حرمه الغرب،
ونسوا أن الإسلام كلمة الله وكلمة الله هي العليا دائما، فهو يتبع ولا يتبع، ويعلو ولا يعلى عليه. وكيف يتبع الرب العبد؟ أم كيف يخضع الخالق لأهواء المخلوقين؟ وقال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وطائفة أخرى جمدوا على آراء معينة في مسائل الحلال والحرام تبعا لنص أو عبارة في كتاب، وظن ذلك هو الإسلام، فلم يتزحزح عن رأيه قيد شعره، ولم يحاول أن يمتحن أدلة مذهبه أو رأيه ويوازنها بأدلة الآخرين، ويستخلص الحق بعد الموازنة والتمحيص وإرادة اليسر بهم في شتى أقطاره وبلدانه وفي كل عصوره وأجياله. وهنا أذكر أهم قواعد فقهية متنوعة وضعها فقهاء الإسلام مستعينا بالقرآن والسنة والأدلة الشرعية لفهم أنواع المحرمات من جهات مختلفة في جميع التصرفات من العادات والمعاملات الاجتماعية وأحكامها الشرعية بالتفصيل. وهذه هي المبادئ التي نظم بها الإسلام أمر الحلال والحرام، ويدور أكثر التشريعات الإسلامية حول هذه القواعد، وهي مقياس لإدراكهما. القواعد الفقهية التي وضعها فقهاء الإسلام: الأولى، الأصل في الأشياء الإباحة. إن الأصل فيما خلق الله من أشياء ومنافع هو الحل والإباحة، ولا حرام إلا ما ورد نص صحيح صريح من الشارع بتحريمه. فإذا لم يكن النص صحيحا كبعض الأحاديث الضعيفة، أو لم يكن صريحا في الدلالة على الحرمة، بقي الأمر على أصل الإباحة وفي دائرة العفو الإلهي. وقد استدل علماء الإسلام على هذا الأصل بآيات القرآن الواضحة، من مثل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وفي موضع آخر: وقد فصل لكم ما حرم عليكم عام في سائر الأشياء والأفعال. وعن سلمان الفارسي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراف، فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى لكم. ومن هنا ضاقت دائرة المحرمات في شريعة الإسلام ضيقاً شديداً، واتسعت دائرة الحلال اتساعاً بالغاً. وبهذا تقررت هذه القاعدة الجليلة التي عظيمة النفع للمسلمين. الثانية، في الحلال ما يغني عن الحرام. ومن محاسن الإسلام ومما جاء به من تيسير على الناس أنه ما حرم شيئا عليهم إلا عوضهم خيرا منه ويغني عنه، كما يقول ابن القيم الجوزي في هذا الشأن: حرم عليهم الربا وعوضهم التجارة الرابحة، وحرم عليهم الحرير وأعاضهم عنه أنواع الملابس الفاخرة من الصوف والكتان والقطن، وحرم عليهم الزنا واللواط وأعاضهم عنهما بالزواج الحلال، وحرم عليهم شرب السكرات وأعاضهم عنهم بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن، وحرم عليهم الخبائث من المطعومات وأعاضهم عنها بالمطاعم الطيبات. وهكذا إذا تتبعنا أحكام الإسلام كلها وجدنا أن الله جل شأنه لم يضق على عباده في جانب إلا وسع عليهم في جانب آخر من جنسه، فإنه سبحانه وتعالى لا يريد بعباده أنتا، وكما قال في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الثالثة، ما أدى إلى الحرام فهو حرام. ومن المبادئ التي قررها الإسلام أنه إذا حرم شيئاً حرم ما يفضي إليه من وسائل وسد الذرائع الموصلة إليه. فإذا حرم الزنا مثلاً حرم كل مقدماته ودواعيه من تبرج جاهلية وخلبة آثمة واختلاط عابث وصورة عارية وأدب مكشوف وغناء فاعش وما إلى ذلك. ومن هنا قرر الفقهاء هذه القاعدة: ما أدى إلى الحرام فهو حرام. ففي الخمر يلعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه، وآكل ثمنها. وفي الربا يلعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وهكذا كل ما أعان على الحرام فهو حرام، وكل من أعان على محرم فهو شريك في الإثم، كما في قوله تعالى:
تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الرابعة التحايل على الحرام حرام. وكما حرم الإسلام كل ما يفضي إلى المحرمات من وسائل ظاهرة، حرم التحايل على ارتكابها بالوسائل الخفية والحيل الشيطانية. وقد نعى على اليهود ما صنعوه من استباحة ما حرم الله بالحيل، وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. ومن حيل الآثمة تسمية الشيء الحرام بغير اسمه وتغيير صورته مع بقاء حقيقته، ولا ريب أنه لا عبرة بتغيير الاسم إذا بقي المسمى ولا بتغيير الصورة إذا بقيت الحقيقة. الخامسة النية الحسنة لا تبرر الحرام. والإسلام يقدر البواعث الكريمة والقصد الشريف والنية الطيبة في تشريعاته وتوجيهاته كلها، والنبي عليه السلام يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وبالنية الطيبة تستحيل المباحات والعادات إلى طاعات وقربات إلى الله تعالى. فمن تناول غذاءه بنية حفظ الحياة وتقوية الجسد ليستطيع القيام بواجبه نحو ربه وأمته كان طعامه وشرابه عبادة وقربة. أما الحرام فهو حرام مهما حسنت نية فاعله، ولا يرضى الإسلام أبدا أن يتخذ الحرام وسيلة إلى غاية محمودة، لأن الإسلام يحرص على شرف الغاية وطهر الوسيلة معا. السادسة اتقاء الشبهات خشية الوقوع في الحرام. ولنعلم أن هناك منطقة بين الحلال البين والحرام البين، وهي منطقة الشبهات التي يلتبس فيها أمر الحل بالحرمة على بعض الناس، إما لاشتباه الأدلة وإما للاشتباه في تطبيق النص على هذه الواقعة أو هذا الشيء عليه بالذات. وأصل هذا المبدأ قول الرسول عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أم من الحلال هي أم من الحرام. السابعة الحرام حرام على الجميع. فليس هناك شيء حرام على العجمي وحلال للعربي، كلا، إن الله رب الجميع والشرع سيد الجميع، فما أحل الله بشريعته فهو حلال للناس كافة، وما حرم فهو حرام على الجميع إلى يوم القيامة. مثلا السرقة حرام سواء أكان السارق مسلما أم غير مسلم، وسواء أكان المسروق منه مسلما أو غير مسلم، والجزاء لازم للسارق وإن كان نسبه أعلى. وهذا ما صنعه الرسول عليه السلام وما أعلنه: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. الثامنة التحريم يتبع الخبث والضرر. من حق الله تعالى لكونه خالقا للناس ومنعما عليهم بنعم لا تحصى أن يحل لهم وأن يحرم عليهم ما يشاء، وليس لهم أن يتعرضوا أو يعصوا، فهذا حق ربوبيته لهم ومقتضى عبوديتهم له. فلم يحل سبحانه إلا طيبا ولم يحرم إلا خبيثا. وفي قوله تعالى كما وصفته التوراة وكان عنوان الرسالة المحمدية عند أهل الكتاب: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وعلى المؤمن أن يقول دائما: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. التاسعة إذا استمع الحلال والحرام غلب الحرام. إذا استمع في شيء دليل الحل ودليل الحرمة ترجح الحرمة. وقال الزركشي رحمه الله: إذا اختلط الحلال بالحرام وجب اجتناب الحلال. والدليل على هذه القاعدة لما سئل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الجمع بين الأختين بملك اليمين قال: أحلتها آية وحرمتها آية فالتحريم أحب إلينا. العاشرة الضرورة تبيح المحظورات. ضيق الإسلام دائرة المحرمات مع أنه لم يغفل عن متطلبات الحياة عند ضغط الضرورة أن يتناول من المحرمات ما يدفع عنه الضرورة ويقيه الهلاك. ولهذا قال الله تعالى بعد أن ذكر محرمات الطعام من الميتة والدم ولحم الخنزير: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فهذه المبادئ والقواعد
تكفيلنا في فهم شأن الحلال والحرام في سائر العبادات والمعاملات الاجتماعية وأحكامها الشرعية، كما في الأطعمة والأشربة والملابس والزينة وأمور البيت والتكسب والاحتراف والذباب وحياة الأسرة والمعتقدات والتقاليد وغيرها في كل مكان. وسوف ترشدنا في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والشخصية في سائر الجاليات الإسلامية. والآن أشكر جميعكم لحسن سماعكم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا يا أستاذ لعرضك الجذاب. الآن اسمحوا لي أن أرحب بالطالب شعيب مرزا، طالب دراسات عليا الجامعة الإسلامية شاندفورم، لتقديم ورقته حول الموضوع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الضيوف الكرام، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعرفون أن من ميزة من مزايا لكتب الشيخ القرضاوي أنها تبين لنا الأصول والقواعد التي تفيد في الدراسات المختلفة، وتبين لنا المنهج، وتبين لنا طريقة الاستنباط، وتبين لنا طريقة الاجتهاد في الفقه الواقعي. ومنهج القرضاوي يقوم على التصور الصحيح لفهم الإسلام ورسالته في الحياة، لأن الشيخ القرضاوي عندما يجتهد في أمر من الأمور فلا ينعزل من العالم الحقيقي، بل هو يعيش في العالم الحقيقي وينظر الأشياء برؤية المقاصدية. وهكذا تناول الشيخ القرضاوي موضوع الجهاد في كتابه في كل جهاد، ونرى أن الشيخ كيف تعامل هذا الموضوع في ذوي مقاصد الشريعة. ويمكن للباحث أن يقرأ هذا الكتاب بحيث الموضوع وما ذلك، يجد فيها الأصول والقواعد التي توفر للباحث زوايا المختلفة للتفاعل مع المواد الجديدة. إن حفظ النفس يعد من مبادئ الحقوق الإنسانية، وراعة الشريعة الإسلامية هذا الحق، ولا تؤتي لأحد حقا أن يسلبه وينتزعه. فالله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان حقا أن يدافع كل من يظلم عليه ويتحكم على رقابه. وقد استعمل في الشريعة الإسلامية اصطلاح خاص باسم الجهاد لمدافعة هذا الظلم، فإن الجهاد ماض إلى يوم القيامة ويمضي مع سنة من سنن الله وهي التدافع. ولكن قد ظلم على هذا الاصطلاح، قد شويت سورة الإسلام باسم الجهاد ووضع الجهاد في غير موضعه، وقيل ما لا يناسب لتعليم الإسلام ومقاصده. الجهاد في الحقيقة اصطلاح نقي وتطهير من كل شر وفساد، ومن كل قبيح وغليظ، ومن كل ظلم واستبداد، ومن سفك الدماء وتخريب الديار وتروي الآمنين، ومن كل ما لا يناسب بطبيعة الإنسان. والجهاد هو بذل الجهد كله في طريق الحق وسبيل الرشاد، ونصر المظلومين، وإكفاء أيدي الظالمين، وقمع المستبدين الذين تسلطوا على الناس واستعبدوهم، ويبعد كل ما يضر الإنسان ويسلب حقوقه. فالجهاد طريق لوصول إلى هدف معين بلا تخريب في الأرض والظلم، واستخدام القوة للدفاع عن النفس وعن الجماعة وعن القوم. وقد تناول العلماء والفقهاء هذا الموضوع منذ قديم، وأبدوا آراءهم ما فهموا من النصوص الشريعة الإسلامية. فيوجد هناك التطور حول نظيرة الجهاد عبر التاريخ الإسلامي، وقد اختلف المعاصرون برأي السلف بحيث مبادئهم. ومن المعاصرين الشيخ القرضاوي أيضا اختلف من السلف والخلف أيضا، وبين رأيه في هذا الباب الذي يناسب بمقاصد الشريعة الإسلامية، ويرى أن هناك يوجد الخلل في فقه الجهاد. وهذا المقال يتحدث عن نظرة الإسلام للجهاد وموقف القرضاوي للجهاد وأثره في الفكر الإسلام في الفكر والسلوك. معنى الجهاد هو الطاقة والمشقة والوسع، بذل الوسع كله للوصول إلى هدف معين. ولكن نرى أن أصحاب القواميس والعلماء قد حددوا لفظ الجهاد في مدافعة العدو، ولكن كلمة الجهاد ليس مقصورا لمدافعة العدو، بل هو عام. وردت كلمة الجهاد في القرآن في معنى مجاهدة النفس، وفي معنى مجاهدة الشيطان، وفي معنى بذل الجهد كله في الدعوة إلى الله والصبر على ما يصيب من الأذى، وفي معنى القتال. نرى هناك الفرق الواضح بين القتال والجهاد.
فالجهاد يكون باللسان ويكون بالعمل ويكون بالقلم ويكون بالسيف. وهذا يعني بينا الشيخ القرضاوي في هذا الفرق، كل قتال يكون جهاد ولا يكون كل جهاد قتال. وإلى هذا أشار الشيخ رشيد رضا، وأما المجاهدة فهي من الجهد وهو المشقة وليس خاصا بالقتال. موقف السلف هو أن يقاتل كل ما من لا يقبل الإسلام ويبقى على كفره، كما قال صاحب الدور المختار: الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله. وكما قال الإمام الشافعي: أهل الأوثان ففرض أن يقاتلوا حتى يسلموا، وأدلتهم فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. المراد بالفتنة هي الشرك والكفر كما بين بعض المفسرين. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقضوا لهم كل مرصد. حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهكذا موقف الإمام المودودي: في رأي الإمام المودودي جهاد الطلب لا يكون لمحو الكفر، بل يكون لإزالة شوكة الكفار أو لإزالة الحكومة الباطلة. يقول: إن في الحقيقة محو الفتنة والفساد ولتطهير حياة الإنسان بالمنكر أهم أن يستعسل ويدهد الحكومة الباطلة وتقيم على مكانها الحكومة التي تبني على الخير بحيث الأصول والعمل. ناقش الشيخ القرضاوي الآيات والأحاديث التي بها يستدلون بأن الكفر سبب كاف للقتال، وبين ضعف هذا الموقف. ومع ذلك ناقش موقف الإمام المودودي ورأى خلاف هذا الرأي. بين الشيخ القرضاوي أن القتال شوري لضرورة التدافع، أي دفاعا عن الدين والحق والحرمات والحريات، وعلى رأسها حرية الدين في مواجهة الطغاة الذين يصادرون حق الناس في الإيمان ويفتنون المؤمنون عن دينهم. ولهذا لم يكن دفاع الإسلام عن المساجد وحدها، بل عنها وعن الصوامع والبيع والصلوات، أي عن معابد اليهود والنصارى، حتى لا يمنع أحد من إقامة شعائر دينه أو يكره على تغيير دينه. استعمل الشيخ القرضاوي كلمة الجهاد أوسع معنى من القتال، وبين ثلاثة أضراب. وقد بين بعض الصور للجهاد الهجومي، ومنهم تأمين حرية الدعوة ومنع الفتنة في الدين، تأمين سلامة الدولة الإسلامية وسلامة حدودها، إنقاذ المستضعفين من أسارى المسلمين أو من أقلياتهم، إخلاء جزيرة العرب من الشرك والمحارب والمتجبر في الأرض. ولكن يرى الباحث أن هذه الأقسام كلها تتعلق بالاعتداء أو الظلم. أهداف القتال عند الشيخ القرضاوي بين خمسة أهداف للقتال أو جهاد الدفع: رد الاعتداء، منع الفتنة أو تأمين حرية الدعوة، إنقاذ المستضعفين، تعذيب الناكسين للهود، فرض السلام الداخلي بالقوة. هذه خمسة أقسام أهداف للجهاد تتعلق بالظلم. فيظهر من هذا بأن إذا يوجد قسم من أقسام الظلم والاعتداء فلا بد أن يجاهد أو يقاتل في سبيل الله. أهداف المرفوضة للجهاد: وقد ذكر الشيخ القرضاوي ثلاثة أنواع للجهاد المرفوضة: هدف محو الكفر من العالم مرفوض، هدف قصر الناس على الإسلام مرفوض، الهدف الاقتصادي للجهاد مرفوض. وقد قال: انتشار الإسلام بالسيف، وبين أن ليس هناك أي دور للسيف في انتشار الإسلام. وقال: أن الإسلام لا ينتشر إلا بالهجة أو بالإقناع أو بالإخلاق للمسلمين. وأثرها في الفكر الإسلامي، يعني موقف القرضاوي وأثره في الفكر والسلوك: إذا تبنينا الفكر الإسلامي على موقف السلف هو الجهاد الهجومي، فتترتب على الفكر الإسلامي آثار خطيرة. ولكن إذا أخذنا موقف القرضاوي للجهاد فيؤثر أثرا إيجابيا على الفكر الإسلامي ويبين صورة واضحة للإسلام. وهذا الموقف يتبرع الإسلام من الإشكالات والاتهامات والأفكار الخاطئة بالتي اتسمت الإسلام، وما ذلك يتبرع الإسلام من الصورة المتشوهة. فذكرت ستة آثار الإيجابية التي تترتب على الفكر الإسلامي: الإسلام دين السلام، قد شوهت صورة الإسلام باسم الجهاد، وقد قيل ما لا يناسب للإسلام وتعليمه، وقد كتبت الكتب خلاف الإسلام، وقيل أن تاريخ الإسلام كله مملوء بالقتل وسفك الدماء، كما قال روبرت سبنسر في مقدمة كتابه: وسيلاحظ القارئ أنه لم تكن هناك فترة منذ بداية الإسلام اتسمت
بالتعايش السلمى على نطاق واسع بين المسلمين وغير المسلمين. ولم يكن هناك وقت تدرس فيه السلطات الإسلامية السائدة المهيمنة على المساواة بين المسلمين وغيرهم، ولم تكن هناك فترة للمشاعر الجيدة، ولم يكن هناك عصر ذهبي للتسامح، ولم يكن هناك التعددية الثقافية. لقد كان هناك دائما الجهاد بدون أي انقطاع. فهذا هو مثال واضح لتشويه صورة الإسلام باسم الجهاد. ولكن السؤال، من أين أخذت هذه الأفكار الخاطئة؟ فالسبب وراء هذه الصورة المتشوية هو أخذ الرأي المتطرف للجهاد. ولكن عندما نتبنى الفكرة على موقف القرضاوي للجهاد، فتنتهي الإشكالات والأفكار الخاطئة بالتي اتهمت الفكر الإسلامي، وتوضّي صورة الإسلام بالوضوح بأن دين السلام، بأنه دين السلام والرحمة يدعو الناس إلى الأمن والسلام. الأثر الثاني هو الجهاد ضد الظلم والطغيان. إذا تبنى الفكر على موقف القرضاوي للجهاد، فيكون أثره أثراً إيجابياً لا سلبياً، لأن القيام على خلاف الظلم والطغيان مقصد مشترك بين الناس. وتوضّي صورة حقيقة للجهاد بأنه ليس للقتل وسفك الدماء، بل الجهاد إنه الظلم والتمرد. الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية. يقول الإمام القرضاوي أن الذين يعلنوا الحرب على الشرق والغرب والمسالم والمحارب آثاراً عملياً خطيرة نلمس ثمراتها في الواقع، فليس هو مجرد رأي نظري أو فلسفي تجريدي يقول به أسابه دون أن ينضح على الواقع الإسلامي والعالم المعيش، بل له آثار عملية خطيرة نراها بأعيننا ونلمسها بأيدينا. الخطر الأول لهذا الرأي لفريق دعاة الحرب هو الرفض والإنكار لمواثيق والعهود الدولية. هذا يدل أن الإسلام لا يريد السلام. ولكن إذا التزمنا بالمواثيق والعهود الدولية، فمعناه أن الإسلام لا يريد إلا الأمن والسكون في العالم المعيش. فالتزمنا بهذا الموقف فله أثرا إيجابيا في الفكر والسلوك. الحرية مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، ومن آثار الخطيرة التي أثرت في الفكر الإسلامي بعد قبول نظرة السلف للجهاد هو أن الفكر الإسلامي لا يقبل الحرية في الأمور العقيدة والأمور الدنيوية، وهو لا يقبل وجود لمذاهب الأخرى. ولكن نظرة القرضاوي للجهاد يزيل جميع الإشكالات والأفكار الخاطئة تتعلق بالحرية. فالإسلام يؤتي الحرية الكاملة للآخرين، ويعتبر الأصل في الإسلام في الإنسان هو الحرية. والحرية مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية. يتضح من هذا الموقف أن الإسلام لا يجبر أحداً على قبوله فلا إكراه في الدين، كما أشار طه جابر الألواني أن الإسلام دين تزكية وتطهير لا دين تكفير. فهو لم يأتي لقتل الناس، بل لتطهير عقولهم وقلوبهم من الشرك والإلحاد، ودفعهم إلى حسن استعمال تلك العقول والقلوب ليصلوا إلى الحقائق. التصور الشامل للدين. الإسلام دين شامل وكامل لجميع البشر، ليس لقوم وطائفة فقط. كذلك أن الإسلام ليس دين للمسلمين فقط، فهناك أمور التي تتعلق بأمور الدنيوية، فكل ما يتعلق بأمور الدنيوية فتكون مسألة للناس الكل. عندما تطبق الأصول العامة للإسلام في الشؤون الدنيوية، فينظر إلى مسألة العامة لا مسألة الخاصة. عندما نأخذ نظرة القرضاوي للجهاد فيعطي التصور الشامل للفكر الإسلامي، فالجهاد لا يكون مسألة المسلمين فقط، بل يكون مسألة جميع الناس، فالكل يشترك في هذا الأمر، لأن الأصل هو انتهاء الظلم والطغيان وسفك الدماء من الأرض ونصر المظلومين. فهذا المقصد يجمعنا على وصول هدف معين. الأثر الأخير، التعامل مع الآخرين. أن الإنسان مدني بالطبع، ولا يمكن له أن يعيش بدون مجتمع، ومن المستحيل أن يعيش الإنسان في المجتمع ولا يتعامل مع الآخرين. فالتعامل مع الآخرين أمر ضروري للإنسان. فإذا تبنى الفكر الإسلامي على موقف القرضاوي للجهاد، فهذا يؤدي إلى التعامل مع الآخرين، وهذا التعامل يكون مفيداً لتنشئة الأمة وخاصة لتبليغ والدعوة. والانفصال مع الآخرين في المجتمع يسبب المشاكل، ومن هذه المشاكل عدم تنشئة الأمة وتعطيل في الدعوة. مقصد الجهاد هو انتهاء الظلم من الأرض ونصر للمظلومين. فهذا يكون مقصد مشترك بين عموم الناس إذا تعاملنا مع الآخرين. فهذا الموقف يؤدينا إلى التعامل مع الآخرين ويوضح صورة واضحة للإسلام. فهذه ستة آثار إيجابية التي تترتب على الفكر الإسلامي بعد أخذ موقف القرضاوي للجهاد. وأختتم بهذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا للأخ شعيب مرزا.
നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറേ ആളുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കുറേ ആൾക്കാർ ഫോൺ നോക്കിയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഈ കോൺഫറൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നാമത്, അല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് കുറേ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിലിരുന്നാൽ കിട്ടുന്ന ഫായിദ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കോൺഫറൻസിലിരുന്നാൽ കിട്ടും. ഒരു വിഷയം എങ്ങനെയാണ് ക്രോഡീകരിക്കേണ്ടത്, ഒരു വിഷയം എങ്ങനെയാണ് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്, ഒരു വിഷയം എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, ഈ വിഷയങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോൺഫറൻസുകൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ കാലത്ത് ഒരു കോൺഫറൻസിൽ പേപ്പർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ, അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ, അങ്ങനെയുള്ള കോൺഫറൻസുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ ഒരു പണ്ഡിതനല്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, വിവരമുള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ എത്ര കോൺഫറൻസുകളിൽ പേപ്പർ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ചോദിക്കുക. നോക്കുക, പേപ്പർ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ്, നിങ്ങളുടെ ബഹസ് നടത്തുമ്പോഴാണ് ഈ വിവരം വർദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. നമ്മൾ കുറേ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. നിങ്ങൾ അടുത്ത ഇത്തവണ അവതരിപ്പിക്കാത്ത ആളുകൾ അടുത്ത തവണ കോൺഫറൻസുകൾ അവതരിപ്പിക്കണം, ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും. പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ, ന്യൂയോർക്കിലും വാഷിങ്ടണിലും പാരീസിലും പോയിട്ട് പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു പരിചയം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള കോൺഫറൻസുകൾ നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പേപ്പറുകൾ നല്ലത് ഏതാണ്, മോശം ഏതാണ്, അവതരിപ്പിച്ചതിലെ കുഴപ്പമെന്താണ്, അവതരിപ്പിച്ചത് നന്നേത് ഏതാണ്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വേറെ സംസാരിക്കുക, ഫോൺ നോക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടികളിൽ നമ്മൾ സജീവമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഷാല്ലാ. إذا كان هناك أي استفسار أو مناقشة من قبل المشاركين فإن شاء الله نعطيكم فرصة وبضيق الوقت ننتقل إلى الجلسة الثانية فندعو الأستاذ الفاضل إلياس مولوي لكلماته الختامية وللإضافة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن نصير متأخرين ولذلك نظرا لضيق الوقت أنهي هذه الجلسة ببضع كلمات تعقيبية ولا أريد أن أعقب على كل نقطة تقدم بها السادة الضيوف العلماء الكرام الباحثون فأبدأ بأول ورقة عمل قدمها الأستاذ الدكتور حبيبنا الدكتور محي الدين غازي حفظه الله حول موضوع الحرية في فكر القرضاوي ومن أهم مميزات أفكار شيخنا القرضاوي واجتهاداته الفقهية وأفكاره التنويرية وإطلاله وإرشاداته كلها تتميز بالحرية، حرية في الأفكار، حرية في النتائج، وهو بين تأثر شيخنا القرضاوي بأفكار الشيخ سيد رشيد رضا وأمثاله من العلماء في العصر الحديث ومن أهم ما تأثر به الشيخ الدكتور عبد الله دراز رحمه الله والشيخ محمود شلتوت والشيخ محمود شاكر ومحمد أحمد شاكر مثل هؤلاء العلماء الكبار الأجلاء فكل هذا ساعد شيخنا القرضاوي في تحرير أفكاره من التقليد الأعمى وله كتابات عديدة ومحاضرات قيمة في هذا المجال وإن كان الوقت يتسع لدكتور محي الدين الغازي كان له من الكلام ذو سجون لكن استطاع في دقائق معدودة أن يقدم نظرة عامة شاملة حول موضوع الحرية في فكر القرضاوي وجزاه الله خيراً.
ثم نأتي إلى فضيلة الأستاذ الشيخ محمد نوشاد النوري حول موضوع المنهج الدعوي في فكر الإمام القرضاوي، وكنا نستمتع فعلا في عرضه لأفكار الشيخ القرضاوي، لا سيما بإيجاد باستدلال وضرب الأمثال من أبيات الشيخ القرضاوي ومن ديوانه الجميلة، وكنا نستمتع فعلا في هذه المحاضرة، وقد أجاد في عرضه للموضوع، وله أيضا كلام ذو سجون، والموضوع ذو سجون، ولذلك ضيق الوقت أحرجه أيضا، لكننا في مثل هذه المؤتمرات والندوات كل واحد يشكو من ضيق الوقت، هذا هو ديدن هذه الندوات والمحاضرات، فإن شاء الله أوراق هؤلاء العلماء سوف تنشر في مجلة الجامعة ونستفيد منها أكثر فأكثر بإذن الله، وشكر الله لكم على ورقتكم القيمة. ثم نأتي إلى الباحث المحترم الأخ الفاضل شاكر حسين، وهو باحث في بنارس هندو يونيفرسيتي في اتر بردش، قدم ورقته حول أول كتاب وأعظم كتاب للشيخ يوسف القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام. وهذا الكتاب من أعظم الكتب التي ألفها الشيخ القرضاوي إن كان حجمه صغيرا، ويقيناً أنا أقول من خلال احتكاك مع الشيخ القرضاوي ومطالعتي الدائمة لأفكاره وكتبه ومؤلفاته ومحاضراته، أستطيع أن أقول إن جميع كتب الشيخ القرضاوي جوهره ولبه موجود في كتابه الحلال والحرام في الإسلام. كتب الله له لهذا الكتاب قبولاً لا مثيل له. وهذا الكتاب قد منع في السعودية، وطلب من الشيخ القرضاوي، طلب منه الشيخ ابن باز رحمه الله أن يعدل بعض الشيء، لأن الشيخ ابن باز كان يحبه ويحترمه، وكان يحب أن ينشر هذا الكتاب في المملكة السعودية، وطلب منه تعديل بعض الأفكار بعض الكلمات، لكن الشيخ القرضاوي تمسك بمبدئه ولم يتزحزح، هو هذا ديدنه، وأنا أعرفه خلال احتكاكي معه الطويلة، فأصر على هذا الكتاب، لكن حب الشيخ ابن باز للشيخ القرضاوي أخيرا سامحه ونشر هذا الكتاب ووزع هذا الكتاب في السعودية آنذاك، لكن الآن قد جميع كتبه ممنوعة، وهذه أسباب لا أريد أن أفصح عنه وأنتم تعرفونها أكثر مني. والأخ شاكر حسين عرض هذا الكتاب، وهو اختار مقدمة شيخ القرضاوي في كتابه الحلال والحرام والإسلام، ومن الطريف أن أحد العلماء في السعودية رد على الشيخ القرضاوي على هذا الكتاب وقال هذا ليس الحلال والحرام في الإسلام، إنما اسمه حقيقة الحلال والحلال في الإسلام، يعني كل هذا في الحلال، هكذا استهزأ من هذا الكتاب. والكتاب في مقدمته عرض الأخ شاكر حسين مقدمة الكتاب، هناك 11 نقطة بينها الشيخ القرضاوي في مقدمة الكتاب، هذه المقدمة خلاصة ما قدمه في صفحات أخرى، ولذلك أرجو وأنصح جميع الطلبة والباحثين أن يعتنوا هذا الكتاب ويقرأوا هذا الكتاب، والكتاب ترجم في لغات عديدة على مشارق الأرض وما غيرها، فشكر الله الأخ شاكر حسين لتقديمه هذه الورقة. وأخيرا أخونا الفاضل وهو تلميذي أيضا، وهو من نبات جامعة الإسلامية، ومن تتلمذ على أيدينا، وهو طالب مجتهد وباحث نموذجي، وأرجو الله له القبول والرقية في مجال العلم لخدمة الدين والأمة الإسلامية.
وكانت ورقته بعنوان نظرية الجهاد عند الشيخ القرضاوي وأثرها في الفكر والسلوك. لعلمكم إن كتاب فقه الجهاد أعظم كتاب للشيخ القرضاوي من الناحية من ناحية الحجم، يعني له كتاب في فقه الصلاة وله كتاب في فقه الزكاة، هذه رسالة الدكتورة، إلا أن كتاب فقه الزكاة كتاب متأخر وجمع فيه جميع أفكاره حول الموضوع في مجلدين كبيرين. وقد اقتنيت أول ما صدر، يتبين لي أن الأخ شعيب مرزا حفظه الله قد اطلع هذا الكتاب وقرأه جيدا ولخصه في بضع دقائق، وإن كان الوقت يتسع له لسمعنا منه الكثير، لكننا كما قلنا ضيق الوقت حالة دون ذلك، ولذلك لا يسعني في هذا المقام أن أقدم أسمى عبارات الشكر والتقدير لجميع هؤلاء العلماء الأجلاء والضيوف الكرام لحضورهم وعرضهم هذه الأوراق العلمية المفيدة البناءة. أسأل الله تعالى القبول من الجميع والإفادة والأجر في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ദോടുകൂടി ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. അടുത്തത് സെക്കൻഡ് സെഷൻ, സ്കോളർലി എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഖുർആൻ ആൻഡ് സുന്നത്ത്. മോഡറേറ്റർ കെ അബ്ദുൽ കരീം ഉസ്താദ്, സീനിയർ ലെക്ചറർ അൽ ജാമിയ അൽ ഇസ്ലാമിയ. പ്രവാചക ചര്യയോടുള്ള സമീപനം, ഖറദാവി ചിന്തകളിൽ പേപ്പർ പ്രസൻ നടന്നത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ കെ എം അഷ്റഫ്. ഷെയ്ഖ് ഖറദാവിയുടെ തഫ്സീർ രീതിശാസ്ത്രം പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു ജി പ്രോഗ്രാം ഡീൻ ഡോക്ടർ വി എം സാഫിർ. ഹദീസ് വിജ്ഞാനീങ്ങൾ, ഖറദാവിയുടെ പങ്കും നിലപാടും, പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്ള ഷെഫി. ഷെയ്ഖ് ഖറദാവിയുടെ അനുപമ വ്യക്തിത്വം, പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുഫ്തി അമീൻ അൽ ഖാസിമി മാഹി. ഖറദാവിയുടെ വൈജ്ഞാനിക ജീവിതം, പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഇ എൻ ഇബ്രാഹിം മൗലവി, സീനിയർ ലെക്ചറർ അൽ ജാമിയ അൽ ഇസ്ലാമിയ. എല്ലാവരെയും ഹൃദ്യമായി പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്കോളർലി എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഖുർആൻ ആൻഡ് സുന്ന, പ്രവാചക ചര്യയോടുള്ള സമീപനം, ഖറദാവി ചിന്തകളിൽ
പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അൽജാമിയ ഇസ്ലാമിയ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഉസ്താദ് കെ എം അഷ്റഫിനെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രവാചക ചര്യയെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്ന് വളരെ വിശദമായി എഴുതിയ വ്യക്തിത്വമാണ് ഷെയ്ഖ് യൂസഫ് അൽ ഖറദാവി. ഇതേ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിലധികം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട്. ഷെയ്ഖ് ഖറദാവി സുന്നത്തിനെ സമീപിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെക്കുറിച്ച് സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചുരുങ്ങിയ ചില കാര്യങ്ങൾ സംഗ്രഹിച്ച് പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സുന്നത്ത് എന്ന് ഷെയ്ഖ് ഖറദാവി ഇവിടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത് നിയമപരതയുള്ള സുന്നത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്. അഥവാ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഖ്വാലുകൾ, വാചികമായ സുന്നത്ത്, അഫ്ആലുകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, തഖരീർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുവാദങ്ങൾ എന്നീ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിയമപരതയുള്ള സുന്നത്ത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഷെയ്ഖ് ഖറദാവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ അഫ്ആലുകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശദമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അഖ്വാലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചക സുന്നത്തിൻ്റെ ഏറിയ പങ്കും അഖ്വാലുകളാണ്. ഈ അഖ്വാലുകൾ എന്നത് നിയമനിർദ്ധാരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് എന്ന് ഷെയ്ഖ് ഖറദാവി പറയുന്നുണ്ട്. അൽ അസ്ലു ഫി തശ്രീഇ, അൽ അസ്ലു ഫിൽ അഖ്വാലി അത്തശ്രീഇ. റസൂലിൻ്റെ വാചകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഖൗലിയായ ഹദീസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമനിർദ്ധാരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് എന്നാണ് ഷെയ്ഖ് ഖറദാവി പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ന്യായം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, റസൂലിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു കർമ്മം സ്വദേവ അതൊരു ഹുക്കുമിനെ സൂചിപ്പിക്കില്ല. അപ്പോൾ റസൂൽ ഒരു നമസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആ നമസ്കാരം നിർബന്ധമാണോ, അതല്ല സുന്നത്താണോ, അതല്ല നിർബന്ധിതനായി ചെയ്തതാണോ എന്ന് പറയാൻ ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റസൂലിൻ്റെ കർമ്മത്തെ തെളിവാക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഒന്നുകിൽ വാചികമായ ഒരു തെളിവ് അതിന് വേണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരീനത്ത് അതിനുണ്ടാകണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമസ്കരിച്ചു. ശേഷം നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സല്ലു കമാ റഅയ്തുമൂനി ഉസല്ലി, ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കേണ്ടത്. ഹജ്ജിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, ഖുദു അന്നി മനാസിക്കക്കും, നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്നാണ് മൻസക്കുകളെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിയമപരതയില്ലാത്ത അഥവാ മുക്കല്ലഫുകൾക്ക് ബാധ്യതയില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്ന് റസൂലിന് മാത്രം പ്രത്യേകമാക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണം, പ്രവാചകനെ നാലിലധികം വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള പ്രവാചകനുള്ള അനുവാദം, തഹജ്ജുദ് നമസ്കാരം പ്രവാചകന് നിർബന്ധമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം. ഇങ്ങനെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രം പ്രത്യേകമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. രണ്ടാമത്തേത്, നിയമപരതയില്ലാത്ത ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രവാചകൻ്റെ ചില നിഗമനങ്ങൾ, ആ നിഗമനങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിയമപരമായി അത് ഏൽക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതാണ് അഖ്വാലിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തേത് അഫ്ആലുകളാണ്. പ്രവാചകൻ്റെ അഫ്ആലുകളെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇബാദത്ത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതം, കുടുംബജീവിതം, സാമൂഹ്യ ജീവിതം ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വേർതിരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്ന്, പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് ഒരു കർമ്മം ഉണ്ടാവുക, അതേസമയം ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ ഹുക്കുമിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന, വിധിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കരീനത്തുമില്ല എങ്കിൽ അത്തരം കർമ്മങ്ങളോട് നമ്മൾ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം? അദ്ദേഹം പറയുന്നു, പ്രവാചകൻ്റെ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ മൂന്ന് ഗണത്തിൽ പെടാവുന്നതാണ്. ഒന്നുകിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന പ്രകൃതത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് തേനിനോടുള്ള കമ്പം, അദ്ദേഹത്തിന് ചുരങ്ങയോടുള്ള കമ്പം,
അദ്ദേഹത്തിന് ആടിന്റെ കുറവിനോടുള്ള കമ്പം. ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന് നിലക്കുണ്ടാകുന്ന വ്യക്തിപരമായ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ, ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിധി വന്നിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകൂല. അപ്പം ഇങ്ങനെ വിധി വരാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ടാകാം. ഒന്നുകിൽ ഈ പറയുന്ന ജിബില്ലത്തിൽ നിന്നും തബീഅത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന കർമ്മങ്ങളായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഖുറൈശിയായ അറബിയായ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്ക് പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രധാരണ രീതി, അറബികൾ ധരിക്കുന്ന പോലുള്ള വസ്ത്രധാരണം ധരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഖുറൈശി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. അതും യഥാർത്ഥത്തിൽ തശ്രീഈയായ ഭാഗമല്ല. മൂന്നാമതൊരു സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നത് പുണ്യമുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത കർമ്മമാകാം എന്നൊരു സാധ്യതയാണ്. ഷെയ്ഖ് കർളാവി പറയുന്നത് റസൂലിൽ നിന്നൊരു കർമ്മമുണ്ടാകുകയും ആ കർമ്മം പുണ്യമുദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കർമ്മത്തിന് നിയമപരത ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് അനുവദനീയമാകും എന്ന് മാത്രമേ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് ഷെയ്ഖ് കർളാവി ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത്. പ്രവാചകന്റെ അഫ്ളാലുകളെ വേർതിരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ കർളാവി ഊന്നുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പ്രവാചകൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ. സാധാരണ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറയുക. എന്നാൽ കർളാവി പറയുന്നു പ്രവാചകൻ ഒഴിവാക്കിയ കാര്യങ്ങളും പ്രവാചകന്റെ അഫ്ആലുകളിൽ പെടും. കാരണം പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ടായിരിക്കെ, തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരിക്കെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരു കാര്യം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കാര്യം ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് നിലപാട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് സലാത്തുൽ ജനാസ, മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബാങ്കോ ഇഖാമത്തോ കൊടുത്തിട്ടില്ല. നബിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടാമായിരുന്നു, ഇഖാമത്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നബി ആ കാര്യം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ കാര്യം മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ് എന്നത്. ഇതാണ് അഫ്ആലുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന നേരത്തെ ഷെയ്ഖ് കർളാവി എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. മറ്റൊന്ന്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹദീസിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്? നമുക്കറിയാം ഹദീസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട്. ഒന്ന്, പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആളിൽ നിന്ന് നബിയിലേക്ക് എത്തുന്ന പരമ്പരയാണ്, നമ്മളതിനാണ് സനദ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഹദീസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് സനദിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്നെ പറഞ്ഞതാണോ ഈ കാര്യമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉലൂമുൽ ഹദീസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമായിട്ട് പറയുന്നത് സനദിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. ലാ യുഖ്ബൽ ഹദീസുൻ ഇല്ലാ ബി സനദിൻ, സനദില്ലാതെ ഒരു ഹദീസും സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ പാടുള്ളതല്ല. അൽ ഇസ്നാദു മിനദ്ദീനി ലൗലൗലൗല ഇസ്നാദു ലഖാല മൻഷാ മാഷാ. ഇസ്നാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീനിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ്. ഇസ്നാദ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അഥവാ സനദിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് തോന്നിയത് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതിൻ്റെ ന്യായം അതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സനദിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഉലൂമുൽ ഹദീസിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ നിബന്ധനകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റാവിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ്. രണ്ടാമത്തത് ആ റാവിയുടെ സ്വഭാവവും ധാർമ്മികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനമാണ്. മൂന്നാമത്തത് അയാളുടെ ഈ ഹദീസ് എഴുതി വെക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മനഃപ്പാടമാക്കാനുള്ള അയാളുടെ ശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പിന്നീട് ഈ സനദ് കണ്ണു മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള പരീക്ഷണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസിനെ നിരക്കാത്ത അതിനേക്കാൾ പ്രബലമായ മറ്റു റിപ്പോർട്ടുകളില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തലാണ്, ശാരദാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസിൽ ഇല്ലത്തുകൾ ന്യൂനതകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അഞ്ച് നിബന്ധനകൾ കൊണ്ട് തന്നെ, ആറ് നിബന്ധനകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദിറായത്തും റിവായത്തും അടക്കമുള്ള രണ്ട് തരം പഠനങ്ങളും സാധ്യമാകുമെന്നതാണ് ഉലൂമുൽ ഹദീസ് ഈ ആറ് നിബന്ധനകൾ സനദിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഊന്നാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഹദീസിനെ ആശയത്തെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു വിശ്വാസി പ്രവാചക ചര്യയെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ എന്താണെന്നാണ് ഷെയ്ഖ് യൂസുഫ് അൽ കർളാവി എട്ട് തത്വങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചേ കാണാൻ കഴിയും. എട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഈ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അല്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മാലിം വലവാബത്തിൽ ഹുസ്നി ഫഹിമ സുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു മുഖദ്യമുണ്ട്. ആ മുഖദ്യമ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഹദീസുകളെ പഠിക്കുമ്പോൾ, പ്രവാചകൻ്റെ ചര്യയെ പഠിക്കുമ്പോൾ, ആ പ്രവാചകൻ്റെ ചര്യയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം. പ്രവാചകൻ്റെ ചര്യയുടെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പറയുന്നതിൽ. ഒന്നാമത്തെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമഗ്രതയാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത. രണ്ടാമത്തത് അത് മൻഹജുൻ മുയസ്സർ, ആർക്കും നടപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്ന, നടപ്പിൽ വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ലളിതമാണ് പ്രവാചകൻ്റെ ചര്യ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ച രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. മൂന്നാമത്തെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു മൻഹജുൻ മുത്തവാസിൻ, ജീവിതത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളെ സന്തുലിതമായി കാണുന്നത് പ്രവാചക ചര്യയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. നാലാമത്തത് മൻഹജുൻ വാഖിഉൻ, പ്രായോഗികമായി നടപ്പിൽ വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാചകൻ്റെ സുന്നത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നത്
പ്രവാചകന്റെ ചര്യയെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പ്രവാചകൻ സുന്നത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള തവാസിനെ, പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തിൻ്റെ സമഗ്രതയെ, പ്രവാചകന്റെ സുന്നത്തിൻ്റെ ലാളിത്യത്തെ ആ അർത്ഥത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം പ്രവാചകന്റെ ചര്യയെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നു, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രവാചകൻ സാധാരണ ഹദീസിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രവാചക ചര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന പഠനങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പാലിപ്പിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട തത്വങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു, യഹ്മിലു ഹാദൽ ഇൽമ മിൻ കുല്ലി ഖലഫിൻ ഉദൂലുഹു, എല്ലാ കാലത്തും ഈ വിജ്ഞാന ശാഖയെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് നീതിമാന്മാരെന്നാണ് റസൂലിന് ഒരു വിശദീകരണമുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ വിശദീകരണം, തീവ്രതയില്ലാത്തവരായിരിക്കണം. യൻഫൂന അൻഹു തഹരീഫൽ ഖാലീൻ, തീവ്രത മൂലം പ്രമാണങ്ങളിൽ വക്രത വരുത്തുന്നവരാകാൻ പാടുള്ളതല്ല. വൈൻതിഹാലൽ മുബത്തലീൻ, ദീനിലേക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നവരാകാൻ പാടില്ല. വതഅ്വീൽ ജാഹിലീൻ, ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നവരാകാൻ പാടില്ല എന്ന പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നൽകിയ മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്ഖ് ഖറലാവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ എട്ട് തത്വങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വേണം പ്രവാചകനെ ചെറിയ വായിക്കാൻ. ഫഹ്മു സുന്നത്തി ഫീ ലൗഇ അൽ ഖുർആൻ കരീം, അല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്ന ന്യായം, വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് അസല്, ആ അസലിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ് സുന്നത്ത്. അപ്പോൾ ഒരു അസലിനെ വിശദീകരിച്ചു വരുന്ന സുന്നത്ത് ഒരിക്കലും അസലിന് വിരുദ്ധമാകാൻ പാടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ഖണ്ഡിതമായ ആശയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രവാചക വചനം ഉണ്ടാവുകയില്ല, ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നൊരാൾ വാദിച്ചാൽ മൂന്ന് സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകാം. ഒന്നുകിൽ അയാൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്ത് പിഴവ് സംഭവിച്ചതാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹദീസ് സഹീഹ് അല്ലായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ വൈരുദ്ധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് വഹ്മിയാണ്, വെറും സാങ്കല്പികം മാത്രമാണ്, അടിത്തറയില്ലാത്തതാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ഖണ്ഡിതമായ ആശയങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രവാചക വചനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വചനമുണ്ടെങ്കിൽ അത് തള്ളിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്, അത് തെളിവിന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉദാഹരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നും ഉദാഹരണം ആ ഖറാനിക്ക് സംഭവമായിട്ടാണ്. സൂറത്ത് നജ്മ് അവതരിച്ചപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുശ്രിക്കുകളുടെ അനുകമ്പ പിടിച്ചുപറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിൽക്കൽ ഖറാനിക്കൽ ഉല വൈന ഷഫാഅത്തുന്നല തുർജ എന്ന രണ്ട് ആയത്തുകൾ മനാത്ത സാലിസത്തുൽ ഉഖ്ര എന്നതിന് ശേഷം റസൂലുള്ള കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം. ഇതിൻ്റെ സനദിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിശോധനയുടെ പ്രസക്തതയല്ല, കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ഒരു ആശയത്തിനെതിരായ ഒരു ആശയം തള്ളിക്കളക്കാൻ മറ്റൊരു പരിഗണനയും ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഷെയ്ഖ് ഖറലാവി ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഷാബിറുഹുൻ വഖാലിഫുഹുൻ, സ്ത്രീകളോട് നിങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ കൂടി ആലോചിക്കണം, അങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്നതിന് നേരെ എതിരേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു ഹദീസ് പറയപ്പെടാറുണ്ട്. ഷെയ്ഖ് ഖറലാവി പറയുന്നത് ഇത് ഖുർആൻ ഖണ്ഡിതമായ വിരുദ്ധമാണ്, കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഷൂറയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഷൂറയുടെ ഉദാഹരണമായി പറയുന്ന വിഷയം തന്നെ ഫൈൻ അറാദ ഫിസാല അൻ തറാലി മിൻഹുമ വ തശാവുരിൻ ഫലാ ജുനാഹ അലൈഹിമ, മുലകുടി നടത്തുന്ന വിഷയം, മുലകുടി നിർത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ കൂടിയാലോചിച്ചാൽ ആ കൂടിയാലോചനയുടെ ഫലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് കൈക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ നേർക്കുനേരെയുള്ള പരാമർശത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസ് തള്ളിക്കളയാൻ മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതേസമയം വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു വിഷയം ഷെയ്ഖ് ഖറലാവിയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരാൾ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഹദീസ് വായിക്കുകയും അയാളുടെ തോന്നലനുസരിച്ച് ഇത് ഖുർആൻ വിരുദ്ധമാണെന്ന് തോന്നുക എന്നതല്ല ഖുർആൻ വിരുദ്ധമാകുന്നതിന് ന്യായം. ഖുർആൻ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് 100% ഉറപ്പുള്ള വിഷയങ്ങളിലെ അത്തരം നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഷഫാഅത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസുകൾ മുഅ്തസിലിയാക്കളായ ആളുകൾ തള്ളിക്കളയുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. അവർ പറയുന്നത് ഇത് ഖുർആൻ വിരുദ്ധമാണ് എന്നാണ്. അതായത് ഖുർആൻ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ കാഫിറുകളുടെ ഷഫാഅത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് അവർക്കൊരു ഷഫാഅത്തും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആയത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൂടി അനുവദിക്കപ്പെട്ട ഷഫാഅത്തിന് നിഷേധിക്കുന്ന മുഅ്തസിലിയാക്കളുടെ വാദം അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ആശയം വിശുദ്ധ ഖുർആന് വിരുദ്ധമാണ് എന്നൊരാൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ 100% ഉറപ്പുണ്ടാകണം അത് വിശുദ്ധ ഖുർആന് വിരുദ്ധമാണെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അത് തള്ളാനുള്ള ന്യായം അയാൾക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് ഖറലാവി ആ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത്രത്തോളം ആ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൂക്ഷ്മത എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഹദീസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുകയും അതിൻ്റെ സനദ് കൃത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും പരമ്പര അതിൻ്റെ റാവികൾ സിഖാത്താണ്, വിശ്വസ്തരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ ഷെയ്ഖ് ഖറലാവി ആ ഹദീസ് തള്ളൂല. ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഹദീസാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതു അതവക്കഫു അൻഹു, ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ തവക്കുഫിൻ്റെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും, ഞാൻ അസ്കുത്തു അനു, ഞാൻ അതിനെ നിശബ്ദത പാലിക്കും,
ഒരുപക്ഷേ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരാശയം അതിലുണ്ടായാലോ അത്രത്തോളം ഹദീസുകൾ വിശദീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന വാദമുണ്ടായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് കർളാവിക്ക് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു ഹദീസ് കേൾക്കാം അൽ വായിദത്തു വൽ മൗഊദത്തു ഫിന്നാർ ഒരു ഹദീസാണ് കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയും കുഴിച്ചു മൂടിയ ആ രക്ഷകർത്താവും പിതാവും ഇവർ രണ്ടുപേരും നരകത്തിലാണെന്നാണ് കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ ദുൽമന്ദ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതേസമയം ഈ ഹദീസിൻ്റെ പരമ്പര പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ന്യൂനതകളില്ലാത്ത സിഹത്തുള്ള പരമ്പരയിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് കർളായി പറയുന്നു ഞാനിത് തെളിവിന് ആധാരമാക്കുകയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ ഹദീസിനെ തള്ളാൻ ഞാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും മൗദൂദ് സാഹിബ് സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന മൗദൂദ് പറയുന്ന ന്യായം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ പരമ്പരയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മറ്റു ഹദീസുകളെ സഹിഹായ ഹദീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തള്ളാൻ കഴിയും ഈ പരമ്പര തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാണ് ഇതേപോലെ കർളായി പറയുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ തവക്കുഫിൻ്റെ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഹദീസിനെ തള്ളിക്കളയുകയില്ല എന്ന് ഷെയ്ഖ് യൂസുഫ് അൽ കർളാവി അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധനയായി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വേണം നിങ്ങൾ പ്രവാചകൻ്റെ ഹദീസുകളെ വായിക്കാനെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന അദ്ദേഹം വെച്ചത് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഒരു വിധി രൂപപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ വിഷയവുമായി വന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഹദീസുകളെയും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ വിധി രൂപീകരിക്കേണ്ടത് ഒരു വിഷയത്തിൽ പല ഹദീസുകളും വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസ് മാത്രം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹദീസുകളെ നിരൂപണം ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു കാരണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പോലും പരസ്പരം ബന്ധിതമാണ് എങ്കിൽ പ്രവാചകൻ്റെ വാചകങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധിതമാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഉദാഹരണമാണ് നെരിയാണിക്ക് താഴെ ഒരാളുടെ പാൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടോ താഴെ പോകുന്നു പലപ്പോഴും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലെ ആളുകൾ ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ കാണുന്നൊരു വിഷയമാണ് കാരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന ഒരു കൂട്ടം ഹദീസുകൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും റസൂലുള്ളാഹി അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് സലാസത്തില്ലാ യുക്കല്ലിമുഹുല്ലാഹു യൗമൽ ഖിയാമ വലാ യൻദുറു ഇലൈഹിം വലാ യുസക്കീഹിം അന്ത്യനാളിൽ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു നോക്കാത്ത മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ ഒരാളാണ് മുണ്ട് താഴെ പോയവനെന്നാണ് ഷെയ്ഖ് കർളായി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മുണ്ട് ഒരാളുടെ പാൻറ് നെരിയാണിക്ക് താഴെ പോകുന്നു മുണ്ട് താഴെ പോകുന്നത് ആ ഒറ്റ കാരണം കണ്ടാണോ ഇത് ഹറാമാകുന്നത് അതല്ല വേറെ വല്ല കാരണമുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന മറ്റു ഹദീസുകളെ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഹറാമെന്ന് പറയുന്നത് നിരുപാധികമല്ല ഒരാളുടെ മുണ്ട് നെരിയാണിക്ക് താഴെ വീണു എന്നതുകൊണ്ടല്ല അത് ഹറാമാകുന്നത് മറിച്ച് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന മറ്റു ഹദീസുകൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് അഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയാകുമ്പോഴാണ് അല്ല രണ്ട് ഹദീസ് ഇന്ന് അന്നി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മൻ ജറ സൗബഹു ഖയ്യലാ ലം യൻദുറുല്ലാഹി ഇലൈഹി യൗമൽ ഖിയാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ അബൂബക്കർ പറയുന്നുണ്ട് റസൂലെ എൻ്റെ മുണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോന്തല എപ്പോഴും നെരിയാണിക്ക് താഴെ വരാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ റസൂൽ എന്ന് പറയുന്നു ലസ്ത മിമ്മൻ യസ്നഉ ഖയ്യല നീ അത് അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നവനല്ല എന്നാണ് ഇമാം ബുഖാരി ഈ ഹദീസെ ഉദ്ധരിക്കുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഉൻവാൻ തന്നെ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി വസ്ത്രം വലിച്ചിഴക്കുന്നവൻ്റെ വിധി എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരം എന്നത് ആ നിധിയുടെ ഉപാധിയാണെന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന് മറ്റു ഹദീസുകൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടി വരും എന്നതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നേരെ ഹദീസ് നേർക്ക് നേരെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മൻ ജറ ഇസാറഹു ലാ യുരീദു ബിദാലിക ഇല്ല മഖീലത ഫഇന്നല്ലാഹ ലാ യൻദുറു ഇലൈഹി ലാ യൗമൽ ഖിയാമ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ തത്വം ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഹദീസുകൾ വിധി നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്ന എല്ലാ ഹദീസുകളും ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം വിധി രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് മൂന്നാമത് ഷെയ്ഖ് കർളായി പറയുന്നത് ഹദീസുകളിൽ ചിലപ്പോൾ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടാവുക ഇല്ല എന്നതാണ് അസൽ അൽ അസലു അന്നുൻ നുസൂസ അശ്ശറഇയ സാബിത ലാ തഅറർ ഇതാണ് അസൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അസലുണ്ടായിരിക്കെ ചിലപ്പോൾ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു വിശ്വാസിയായ ആലിമിന് ഒന്നുകിൽ ജമ്മു വ തൗഫീഖ് ഹദീസുകളെ ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ആ വൈരുദ്ധ്യം ഇല്ലാതായി തീരുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹദീസിനെ മറ്റു ഹദീസിനേക്കാൾ പണ്ഡിതന്മാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നൂറിലധികം മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് റാജിഹായി സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിന് രണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാം ഒന്ന് ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഖബർ സന്ദർശനം പാടുണ്ടോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹദീസ് ഇതാണ് അൻ നബി ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാല അൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലഅന സുവാറത്തുൽ ഖുബൂർ ഖബർ സന്ദർശനം അധികരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അധികമായി ഖബർ സന്ദർശിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ റസൂലുള്ള നിരോധിച്ചു സുവാറാത്ത് എന്ന് പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ അധികമായി എന്ന് വാക്ക് അതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സുവാറാത്ത് എന്നാണ് പ്രയോഗം അതേസമയം നേരെ തിരിച്ചൊരു ഹദീസുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഖബർ സന്ദർശന വേളയിൽ ഒരാൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥന തന്നെ റസൂൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആരോടാണ് മഹദി ആയിഷയോടാണ് അതിന് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ റസൂൽ ആയിഷ ചോദിച്ച റസൂൽ പറയാണ് കൂലി അസ്സലാമു അലാ അഹ്ലി ദിയാരി മിനൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുസ്ലിമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖബർ സന്ദർശന വേളയിലുള്ള പ്രാർത്ഥന നബി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആയിഷയോടാണ് ആ ആയിഷക്കാണ് പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഖബർ സന്ദർശിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ന്യായം എന്താണ് ഇത് ഈ ഹദീസ് ആകട്ടെ ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ്
ഹദീസ് ഒരു സ്ത്രീ കബറിനടുത്ത് നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റസൂൽ പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് സബർ പുലർത്താൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ബാധിച്ച ദുരന്തം ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂൽ മിണ്ടാതെ പോയെന്നാണ്. നബി അവരോട് കബർ സന്ദർശിക്കരുതെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, സബർ പുലർത്താനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഈ ഹദീസുകളെ നമുക്ക് തർജീഹ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബുഖാരി മുസ്ലിം ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ്, മറ്റു രിവായത്തിൽ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് കബർ സന്ദർശനം പറ്റും എന്നാണ് ഷെയ്ഖ് അറാദ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഹദീസ് ഇപ്പോൾ ജുവാറത്തുൽ ഹദീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് അധികമായി ഖബർ സന്ദർശനം മുഖേനെ സ്വന്തം വീട്ടിൻ്റെ ബാധ്യതകൾ മറക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് എന്ന രീതിയിൽ ഈ രണ്ട് ഹദീസുകളും തമ്മിൽ ജമ്മ നടത്താമെന്നാണ് ഷെയ്ഖ് അറാദ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്ന നാലാമത്തെ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഹുക്കുമുണ്ടാകാൻ കാരണമായ ഒരു നിമിത്തമുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം ഒരു ഹുക്കുമുണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ മസ്ലഹത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഹുക്കുമുണ്ടാകുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക ഉറുഫിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം ഒരു ഹുക്കുമുണ്ടാകുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ന്യായത്തിൻ്റെയോ കാരണത്തിൻ്റെയോ പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെയോ മസ്ലഹത്തിൻ്റെയോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഹുക്കുമുണ്ടായാൽ ഈ പറയുന്ന ആ നിമിത്തം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഹുക്കുമിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം പറയുന്ന രണ്ട് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ എന്നി പറയുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, സ്ത്രീകളുടെ മഹ്റമിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലാതെ യാത്ര, സ്ത്രീകൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മഹ്റം കൂടെ വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹുക്കുമുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ലാ തുസാഫിറു ഇംറാത്തുൻ ഇല്ലാ മാദി മുഹരിമിൻ എന്ന ഹദീസാണ്. അതേസമയം ഷെയ്ഖ് അറാദ് പറയുന്നു ഇതൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലുള്ളതാണ്, സ്ത്രീ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവളുടെ വഴി സുരക്ഷിതമല്ല എന്ന ഒരു കാരണത്താലാണ് മഹ്റമിൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചത്. അതേസമയം വഴി സുരക്ഷിതമാണ് എങ്കിൽ മഹ്റമിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് കർദായി പറയുന്നത്. അതിന് കാരണം പറഞ്ഞത് ആ ഹുക്കുമുണ്ടാകാനുള്ള നിമിത്തം വഴിയുടെ നിർഭയത്വമാണ്. വഴി നിർഭയത്വമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് വേണ്ടതില്ല, മഹ്റമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, വഴി നിർഭയമല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മഹ്റം ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് ആ ഹുക്കുമിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുക എന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിജയമുണ്ടാകുന്ന കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ റസൂലുള്ള പറയുന്നത്, യൂഷിക്കു അൻ തഖ്റുജ അൽഈനതു മിനൽ ഹിറ ഇലാ മക്കത്ത ഫീ ഗൈരി ജിബാലിൻ, ഒരാളുടെയും സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണ് മക്കയിൽ വന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്ന പെണ്ണിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മഹ്റമൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പറയാത്തിന്. കാരണം അത്രയും സുരക്ഷിതമായ ഒരു വഴിയും കാലവും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് വഴി സുരക്ഷിതമാണ് എങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ മഹ്റം വേണ്ടതില്ല എന്ന ന്യായം അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളും കടക്കുന്നില്ല. നാല് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു തത്വം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഹദീസുകളിൽ ചില ലക്ഷ്യവും പറയും, ആ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാധ്യമവും പറയും. ഈ മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ വസീലത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലകാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ മാറണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം അതുകൊണ്ട് ആ റസൂൽ പറഞ്ഞ അതേ വസീലിൽ തന്നെ മുറുകെ പിടിക്കണം എന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് അളവ് തൂക്കങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട്, അൽ വസ്നു വസ്നു അഹ്ലി മക്ക, പിന്നെ വൽ കൈലു കൈലു അഹ്ലി മദീന. നിങ്ങൾ പാത്ര അളവ് ആണെങ്കിൽ മദീനക്കാരുടെ അളവ് സ്വീകരിക്കണം, അതല്ല പിന്നെ തൂക്ക അളവാണെങ്കിൽ മക്കാരുടെ അളവ് സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസോട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അത് അക്കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. അവിടെ റസൂൽ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അളവ് മാപ്പിന് കൃത്യമായിരിക്കണമെന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ലിറ്റർ അളവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മെട്രിക് അളവുകളോ സ്വീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ല എന്നാണ്. ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, പറയാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് മാസപ്പിറവ് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാസപ്പിറവ് കാണാൻ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൊണ്ട് മാസപ്പിറവ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മാസപ്പിറവ് കാണുക എന്നതല്ല പുണ്യം. പുണ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റമദാനായാലും ഒരു നോമ്പ് പോലും നഷ്ടപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ മാസം പിറന്നിട്ടുണ്ടെന്നറിയലും ഒരു നോമ്പ് പോലും അധികമാകാത്ത രീതിയിൽ മാസം പിന്നെ ശവ്വാലിൻ്റെ പിറ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തലാണ്. അന്ന് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഉമ്മത്തിനും ഉമ്മിയത്തുല്ലാ, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിരക്ഷരരായ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്ത സമൂഹമാണ്, അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഉപാധി റസൂൽ പറഞ്ഞതാണ്. അതേസമയം ഇന്ന് ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടെലസ്കോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനികമായ പിന്നെ മാസം കണക്കാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ ഒരാൾക്ക് നിലാവ് മാസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ബോധ്യമായാൽ ആ മാസപ്രവി അംഗീകരിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ആ വസീലത്തിനെ തന്നെ മുറുകെ പിടിക്കരുത്, ഹദീഫാണ് പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്ഖ് ഖർദാവി അതിനെ ഉദാഹരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആറാമത്തെ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള മജാസിയായ ആലങ്കാരിക പ്രയോഗങ്ങളെയും യാഥാർത്ഥ്യമുള്ള പ്രയോഗങ്ങളെയും ഹഖീഖത്തിനെയും മജാസി വേർതിരിച്ചറിയണമെന്നാണ്.
ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. സഹാബികൾ പോലും വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചില മജാജിയ പ്രയാങ്ങൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാവാതെ അബദ്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഉദാഹരണമുണ്ട്. അലി ഇബ്നു ഹാത്തിം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കാൻ നേരത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയണയുടെ ചോട്ടിൽ രണ്ട് പിന്നെ വെളുത്ത നൂലും ഒരു കറുത്ത നൂലും കൊണ്ടുവച്ചിരുന്നു. സുബൈഹയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളുത്ത നൂല് കാണുന്നവരെ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം കഴിച്ചെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട്, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ ആ വെളുത്ത നൂലും കറുത്ത നൂലും എന്ന് പറയുന്നത് നീ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തലയണ പുറത്ത് രണ്ട് നൂല് വെക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ടല്ല, മറിച്ചത് പ്രഭാതത്തിൻ്റെ പുലരിയെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് റസൂൽ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഹഖീഖി മജാജി പ്രയോഗത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇതൊരു കർമ്മശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വിഷയം വരുമ്പോൾ അത് വിഷയം ഉണ്ടാക്കും. ഒരു ഉദാഹരണമാണ്, യോജിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് യോജിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ്, സ്ത്രീകൾക്ക് കൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. ശേഖ് യൂസഫ് അൽ ഖർദാവി പറയുന്നു, സ്ത്രീകളുടെ കൈ ഒരിക്കലും സ്ത്രീകൾക്ക് കൈ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് ആളുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിലായി യതാന ഫീ റഹ്സ്യ അഹദികും ബിമിഖയത്തിൻ മിൻ ഹലീദിൻ ഖൈറൻ ലഹു മിൻ യംസ് ഇംറാത്തിൻ ലാ തഹില്ലു ലഹു, നിനക്ക് അനുവദിയില്ലമല്ലാത്തൊരു സ്ത്രീയെ മസ്സ അവളെ സ്പർശിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരാൾ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആണി വെച്ച് ആത്മഹത്യയതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹദീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷെയ്ഖ് ഖർദാവി പറയുന്നത് അതല്ല ശരി. ഇവിടെ മസ്സ എന്ന പ്രയോഗം വിശുദ്ധ ഖുർആനിലും ഹദീസിലും ഈ പ്രയോഗം വന്നിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീ പുരുഷ ലൈംഗിക ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അതിനൊരു ഒരുപാട് ഉദാഹരണം അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഉദാഹരണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ യാഹുല്ലുമുഹുല്ല, ഒരു സ്ത്രീയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അവളെ വിവാഹമോചനം ചെയ്താൽ അവൾ ഇട്ടിരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ മസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ തൊടുക എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, അവിടെ മസ്സ എന്ന് ഖുർആൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീ പുരുഷ ലൈംഗിക ബന്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ഹദീസുകളിലും വന്നിട്ട് പ്രയോഗമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു നാടിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വികാരങ്ങളില്ലാത്ത ദുർവിചാരങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കൈ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ല. അതിൽ തെളിവായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഇമാം ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്ന രണ്ട് ഹദീസുകളാണ്. അതിലെന്താന്ന് വെച്ചാൽ, പിന്നെ മദീനയിലെ അടിമ സ്ത്രീകൾ റസൂലിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ റസൂലിൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കുകയും അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്ത് വൈങ്കാനത്തിൽ അമത്തു മിൻ അഹ്ലിൽ മദീന ലതൗഖുദു ബിയദി റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫയന്തലത്ത ബിഹ, റസൂലിനെയും കൊണ്ട് അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ പോവുമായിരുന്നു എന്ന് വന്ന ഹദീസാണ്. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ കൈ പിടിക്കുന്നതല്ല പ്രശ്നം, അതിൽ പിന്നിലുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങളാണ് വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഹദീസിൽ വന്ന പ്രയോഗം മസ്സ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഏഴാമത്തെ നിലപാട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അത്തഫ്രീഖു ബൈനൽ ഗൈബി വശഹാദ, ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഗൈബിയായ വിഷയങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. പലപ്പോഴും ഗൈബിയായ വിഷയങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ നമ്മളതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോകേണ്ടതില്ല. മലക്കൾക്ക് ചിറകുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ആ ചിറകിൻ്റെ എണ്ണം കണക്കാക്കാനുള്ള ഒന്നും ബാധ്യത നമുക്കില്ല. റസൂൽ പറഞ്ഞത് ആ ഖൈഖിയക്കറതായി പറയുന്നത് ഗൈബിയായ വിഷയങ്ങളിൽ സഹീഹായ ഹദീസുകൾ എന്താണോ പറയുന്നത് ആ പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ നിലപാട്. അൽ വാജിബ് അൽ ആലിബിൽ മുസ്ലിം എന്നാണ് അതിന് വിശദീകരണങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഷെയ്ഖ് ഖർദാവി പറയുന്നത്. എട്ടാമത്തത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞാൻ അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ റസൂലിൻ്റെ കാലത്ത് ആ പദപ്രയോഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഹുക്കുമിനെ രൂപീകരിക്കാൻ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫത്വകൾ പലപ്പോഴും പണ്ഡിതന്മാരുന്നുണ്ടാവാറുണ്ട്. ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഇന്ന് അറബിയിൽ പറയുന്ന പദം മുസവ്വിർ എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ലാൻ അള്ളാഹുൽ മുസവ്വിരീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹദീസുണ്ട്. ഷെയ്ഖ് ഖർദാവി ചോദിക്കുന്ന ഈ മുസവ്വിർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ ക്യാമറ രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഉണ്ടായൊരു കാര്യം. അതേസമയം ഈ അർത്ഥം വെച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ അന്ന് ലാൻ അള്ളാഹുൽ മുസവ്വിരീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറക്കാരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിസഹമല്ല, അത് ഹദീസിനോട് ചെയ്യുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇമാം ഗസാലി പറയുന്നുണ്ട് പല പദങ്ങളും കാലക്രമേണ അർത്ഥത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അർത്ഥത്തിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിഅസത്തിൻ്റെ കാലത്ത് പ്രവാചകൻ്റെ നുബുവത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ആ പദത്തിന് എന്ത് ധ്വനിയാണുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഹദീസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ നിരോധിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. കാരണം അന്ന് തസ്വീർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് നിഴലുള്ള ബിംബങ്ങളെ കൊത്തുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്, അതാണ് അവിടെ ഹദീസിൽ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലാതെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹദീസുകളെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ എട്ട് തത്വങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഹദീസിനെ വായിക്കുക എന്നാണ് ഷെയ്ഖ് ഖർദാവി നിലപാട്. വാഖിറു ദുആ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഷെയ്ഖ് ഖർദാവിയുടെ തഫ്സീർ രീതിശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയത്തിൽ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി യു ജി പ്രോഗ്രാം ടീം ഡോക്ടർ വി എം സാഫിർ സാറെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഖബലാൻ യബ്ദ ദക്തൂർ സാഫിർ മുനബ്ബിഹ് ലിഖ്വ ഹുനാക് കിതാബ് ലി ദക്തൂർ അൽ ഖർദാവി അൽ വഖ്തു ഫി ഹയാത്തിൽ മുസ്ലിം ഫാ നഹ്നു ഫി മുവാജഹത്തിൽ ദിദ്ദൽ ഇഹ്തിലാൽ ഫാ അർജു അൽ ലാ യഹ്തല്ല അഹദുൻ ഫി വഖ്തി അഹദിൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
ഇൻഷാ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിനാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഇൻഷാഅല്ലാം. ഷെയ്ഖ് യൂസഫുൽ ഖർദാവിയുടെ ഖുർആനിക വിജ്ഞാനിയങ്ങളിലെ രീതിശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പരിമിതമായ സമയത്തിൽ എനിക്ക് വിശദീകരിക്കാനുള്ളത്. പ്രധാനമായും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ ആമുഖം എന്നർത്ഥത്തിൽ പലപ്പോഴും ഷെയ്ഖ് ഖർദാവിയെ നമ്മൾ ഫഖീഹായും മഖാസിദ് ശരിയയിലും അതല്ലെങ്കിൽ ഇൽമു താരീഖിലും മറ്റേ ധാരാളമായി കേൾക്കുമ്പോഴും ഇൽമു തഫ്സീർ എന്ന തലത്തിൽ ഷെയ്ഖ് ഖർദാവിയെ നമുക്ക് അത്രമേൽ ശ്രദ്ധിക്കാനോ വായിക്കാനോ അവസരം കിട്ടാറില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ പേപ്പറിൽ സംക്ഷിപ്തമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടൈറ്റിലുകൾ: ഒന്ന്, യൂസഫുൽ ഖർദാവി ഇൽമു തഫ്സീർ വ ഉലൂമുൽ ഖുർആൻ. രണ്ടാമത്തേത്, അൽ ഇത്തിജാഹു തഫ്സീരി ഇൻ ദ ഷെയ്ഖ് യൂസഫുൽ ഖർദാവി. മൂന്ന്, അഹ്ദാഫുൽ ഖുർആൻ ഇൻ ദ ഷെയ്ഖ് യൂസഫുൽ ഖർദാവി. അൽ മൻഹജുൽ അംസൽ ഫി തഫ്സീർ ഇൻ ദ യൂസഫുൽ ഖർദാവി. ഈ നാല് ടൈറ്റിലുകളിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായും ഈ യൂസഫുൽ ഖർദാവി, ഷെയ്ഖ് യൂസഫുൽ ഖർദാവിയും ഇൽമു തഫ്സീർ വ ഉലൂമുൽ ഖുർആൻ എന്ന മേഖലയിൽ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തഫ്സീറു തഹ്ലീലി എന്ന തലത്തിൽ തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ വ്യാഖ്യാന സ്ലൂബുകളിൽ അസാലിബു തഫ്സീർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തഫ്സീറു തഹ്ലീലിയും തഫ്സീറുൽ മൗളൂഇയും തഫ്സീറുൽ മുഖാറനും തഫ്സീറുൽ ഇജ്മാലിയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ആ തഫ്സീറു തഹ്ലീലി എന്ന ഗണത്തിൽ ദുറൂസ് ഫി തഫ്സീർ, തഫ്സീർ ജുസു അമ്മ, തഫ്സീർ സൂറത്തുർ റഅദ്, തഫ്സീർ സൂറത്തുൽ ഹിജ്ർ, തഫ്സീർ സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിം എന്നീ സ്വതന്ത്രമായ ഖുർആനിക വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തഫ്സീറു തഹ്ലീലി എന്ന തലത്തിൽ നമുക്ക് ഗ്രന്ഥരൂപേണ കാണുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഹാലറാത്തുകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തഫ്സീറു തഹ്ലീൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാത്തതായ ധാരാളം തഫ്സീറുകൾ അർത്ഥത്തിൽ കാണാം. തഫ്സീറുൽ മൗളൂഇ എന്ന ഗണത്തിൽ അസ്സബ്ർ ഫിൽ ഖുർആൻ, അൽ അഖ്ലു വൽ ഇൽമു ഫിൽ ഖുർആൻ കരീം എന്നീ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് നമുക്ക് തഫ്സീറുൽ മൗളൂഇ എന്ന ഗണത്തിൽ ദക്തൂർ യൂസഫുൽ ഖർദാവിയുടേതായിട്ട് കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഉലൂമുൽ ഖുർആൻ വസൂലു തഫ്സീർ എന്ന ഗണത്തിൽ ഷെയ്ഖ് യൂസഫുൽ ഖർദാവിയുടേതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാനമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം കൈഫ നതആമുൽ മഅൽ ഖുർആൻ കരീം എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉലൂമുൽ ഖുർആൻ എന്ന വിജ്ഞാന ശാഖയെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമായി കാണുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷെയ്ഖ് യൂസഫുൽ ഖർദാവി തൻ്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ രചിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അൽ മർജിഇയത്തുൽ ഉല്യ ഫിൽ ഇസ്ലാം ലിൽ ഖുർആനി വസ്സുന്ന. ഉലൂമുൽ ഖുർആൻ എന്ന തലത്തിൽ ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാന രീതിശാസ്ത്രത്തെ വളരെ ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തേത് സഖാഫ അദ്ദായിയ എന്നൊരു ഗ്രന്ഥം. ഒരർത്ഥത്തിൽ അതൊരു പ്രബോധകൻ്റെ സംസ്കാരം എന്ന അർത്ഥത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ലളിതമായി അതിനെ കാണുമെങ്കിൽ പോലും ഉലൂമുൽ ഖുർആൻ എന്ന വിജ്ഞാന ശാഖയുടെ പ്രാഥമികമായ അധ്യാപനങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം എന്നുള്ളതും ഷെയ്ഖ് യൂസഫുൽ ഖർദാവിയുടെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫതാവ അൽ മുതഅല്ലഖ ബിലുൽ ഖുർആൻ, ഉലൂമുൽ ഖുർആൻ വിജ്ഞാന ശാഖകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിതാബ് ഫതഅ മുആസറ, ആധുനിക വിഷയങ്ങളിലെ ഫത്വകൾ എന്ന തലത്തിൽ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഈ തലത്തിൽ ധാരാളം കാണാൻ കഴിയും. മറ്റൊന്ന്, ഉലൂമുൽ ഖുർആൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൽമു തഫ്സീറുമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സഹവാസത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ തഫ്സീർ ജുസു അമ്മ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ മുഖദ്ദമയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ഞാൻ വായിക്കാം. വഅന മുന്ദു അക്സർ മിൻ സബഈന ആമൻ ഉസാഹിബു കിതാബല്ലാഹി തആല فما من درس من دروسي ولا محاضره من محاضراتي ولا خطبه في خطبي ولا كتاب من كتبي ولا برنامج من برامجي الا ويرتكز على كتاب الله عز وجل. വിജ്ഞാൻ ഷെയ്ഖ് യൂസഫുൽ ഖർദാവിയുടേതായി രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നായി നാം വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന, കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊരു വിജ്ഞാന ശാഖയുടെയും ഒന്നാമത്തെ മസ്ദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആനിനെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടും ആ ഖുർആനിക വിജ്ഞാനങ്ങളിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുമുള്ള നിലപാടുകൾ കാണാം. മറ്റൊരു ടൈറ്റിൽ അൽ ഇത്തിജാഹു തഫ്സീരി ഇൻ ദ ഷെയ്ഖ് യൂസഫുൽ ഖർദാവി എന്നുള്ളതാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓരോ വിജ്ഞാന അല്ലെങ്കിൽ ഇൽമു തഫ്സീർ എന്ന തലത്തിൽ ആ മേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഏതൊരു ഒരു പണ്ഡിതനെ സംബന്ധിച്ചോളവും രചിക്കപ്പെടുന്ന തഫ്സീറുകൾക്കൊക്കെയും കൃത്യമായ ഒരു ഇത്തിജാഹ് ഉണ്ടാവുക എന്നത് പ്രധാനമാണ്. അൽ ഇത്തിജാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് അൽ ഹദ്ഫ് അല്ലദീ യത്തജീ ഇലൈഹിൽ മുഫസ്സിറൂന ഫീ തഫാസീരിഹിം വയജഅലൂനഹു നസ്ബ അയൂനിഹിം വഹും യക്തുബൂന മാ യക്തുബൂൻ.
ഏതൊരു അർത്ഥത്തിലും ഖുർആനിൻ്റെ വചനങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അതിനൊക്കെയും ഒരു പൊതുവായ ഒരു ലക്ഷ്യം ഓരോ മുഫസ്സിറിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഷെയ്ഖ് യൂസഫ് അൽ ഖർലാവിയുടേതായ തഫ്സീർ രചനകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സുപരിതമായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഖ് ഇമാം മൗദൂദിയുടേതാവട്ടെ, ഷഹീദ് സയ്യിദ് ഖുത്തുബിൻ്റേതാവട്ടെ, അതിനൊക്കെയും കൃത്യമായ ഒരു ഇത്തിജാഹുകളുണ്ട്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഷെയ്ഖ് യൂസഫ് അൽ ഖർലാവിയുടേതായി ഉലൂമുൽ ഖുർആൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൽമു തഫ്സീർ എന്ന മേഖലയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന രചനകളുടെ എല്ലാം ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യം ഇത്തിജാഹ് എന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഖുർആനിനെ എങ്ങനെയാണ് ഷെയ്ഖ് ഖർലാവി സമീപിച്ചത്, ഖുർആനിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്നർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം എണ്ണിയിട്ടുള്ള ചില അടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഷെയ്ഖ് യൂസഫ് അൽ ഖർലാവിയുടെ അൽ ഇത്തിജാഹ് അത് തഫ്സീർ രൂപം കൊള്ളുന്നത് കാണാം. അതിലേറ്റവും പ്രധാനം തസ്ഹീഹുൽ അഖാഇദ് വത്തസവ്വുറാത്ത് എന്നുള്ളതാണ്. അഥവാ ഒരു ഉമ്മത്തിൻ്റെ ആദർശപരമായ സംസ്കാരവും ആദർശപരമായ സംസ്കരണവുമാണ് ഖുർആനിൻ്റെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം എന്നർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം അഹ്ദാഫുൽ ഖുർആൻ കാണുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദർശപരമായ സംസ്കാരം ഖുർആനിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെതായ തെളിവുകളെല്ലാം സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനിവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. തക്രീമു കറാമത്തുൽ ഇൻസാൻ വഹുഖുഖിഹി, ഖുർആനിൻ്റെ മൗലികമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി രണ്ടാമതായി ഷെയ്ഖ് ഖർലാവി പരിഗണിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ അവകാശങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ പദവിയും അത് അംഗീകരിക്കുക, അത് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഇബാദത്തുല്ലാഹി വതഖ്വ, ഏതൊരു മനുഷ്യനും തൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതായ ഇബാദത്തുള്ള വതഖ്വ എന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മനുഷ്യ ഖുർആനിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നർത്ഥത്തിൽ ഈ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം തസ്കിയത്തു നഫ്സുൽ ബശരിയ എന്നുള്ളതാണ്. ശേഷം തക്വീനുൽ ഉസ്ര വ ഇൻസാഫുൽ മർആ, ഒരു ഉമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്നർത്ഥത്തിൽ ഖുർആനിക ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമെന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മത്ത് ഒരു ഉസ്രയെ ഒരു കുടുംബ വ്യവസ്ഥയെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കുടുംബ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ബിനാ ഉൽ ഉമ്മ അശ്ശഹീദ അലൽ ബഷരിയ, മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനുമേൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് എന്നുള്ളതാണ്. അവസാനം ഖുർആനിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നർത്ഥത്തിൽ ഷെയ്ഖ് ഖർലാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അദ്ദഅവ ഇല ആലമുൻ ഇൻസാനി മുതആവിൻ, പരസ്പര സഹവർത്തിത്വത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ലോക വീക്ഷണത്തെയാണ് ഖുർആൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് എന്നതാണ്. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളെ നമ്മളൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷെയ്ഖ് ഖർലാവിയുടെ ഇത്തിജാഹു തഫ്സീരി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഖുർആൻ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുഫസ്സിർ എന്നർത്ഥത്തിൽ ഷെയ്ഖ് യൂസഫ് അൽ ഖർലാവി സ്വീകരിക്കുന്ന മൻഹജ് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് അൽ മൻഹജ് അൽ അംസൽ ഫി തഫ്സീർ ഇൻദ യൂസഫ് അൽ ഖർലാവി എന്ന തലത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാകുന്ന അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഏതൊരു വിജ്ഞാന ശാഖയിലും കൃത്യമായൊരു മെത്തഡോളജി അവലംബിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ലോകത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിജ്ഞാന ഇൽമു തഫ്സീറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു മെത്തഡോളജിയും പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്ന തലത്തിൽ ഖുർആനിനെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഈ ലോകത്ത് കാണുന്നു എന്നതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തൻ്റേതായ ഒരു മൻഹജ് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനം അൽ ജംഉ ബൈന റിവായത്തി വദ്ദിറായ എന്നുള്ളതാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുഫസ്സിർ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായ ഏറ്റവും പ്രഥമമായ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഖലിനെയും നഖലിനെയും അല്ലെങ്കിൽ നഖലിനെയും അഖലിനെയും യോജിപ്പിക്കുന്നതായ, അതിനെ അദ്ദേഹം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ജംഉ ബൈന സ്വഹീഹിൽ മൻഖൂലി വസ്വരീഹിൽ മഅഖൂൽ എന്നുള്ളതാണ്. കേവലം നഖലിനെയല്ല സ്വഹീഹുൽ മൻഖൂൽ, എന്നാൽ കേവലം അഖലിനെയല്ല മറിച്ച് സ്വരീഹുൽ മഅഖൂൽ എന്ന അടിസ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്ഖ് യൂസഫ് അൽ ഖർലാവി തഫ്സീറിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക മൻഹജ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് കാണാം. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമാണ് അദ്മുൽ ഇഖ്തിസാറു അലാ അഹദിൽ ഉൻസിരൈൻ, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു വശത്തിൽ മാത്രം ഊന്നൽ നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രാമുഖ്യം കൽപ്പിക്കുക എന്നത് പലപ്പോഴും ശരിയായ ഒരു മൻഹജിലേക്ക് എത്താൻ സഹായകമാവുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതിനേക്കാളെല്ലാം അപ്പുറം പുതിയ കാലത്ത് പ്രകടമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ പ്രവണതകൾ എന്നർത്ഥത്തിൽ നഖലിനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് അഖലിനെ അവലംബിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇൽമു തഫ്സീർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം വിശകലന വിധേയമാക്കുന്നതായിട്ടും കാണാം. ശേഷം നമുക്ക് അതിനോട് ചേർത്ത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഖാഇദ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൻഹജ് എന്നർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തഫ്സീറുൽ ഖുർആൻ ബിൽ ഖുർആൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊരു മുൻഗണനാക്രമം എന്നർത്ഥത്തിലല്ല, മറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഈ അടിസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആനിക വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഷെയ്ഖ് ഖർലാവി തൻ്റെ ഒരു മൻഹജ് രൂപപ്പെടുന്നത്. നമുക്കറിയാം തഫ്സീറുൽ ഖുർആൻ ബിൽ ഖുർആൻ, ഖുർആനിൽ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, ഖുർആൻ അൽ ഖുർആൻ യുഫസ്സിറു ബഅലുഹു ബഅല എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹം വളരെ സുന്ദരമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രായോഗികമായൊരു രൂപവും അഥവാ ഖുർആനിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഒരിടത്ത് പൊതുവായി പറയും
പറയുന്നതിനെ മറ്റിടങ്ങളിൽ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടും ചിലയിടങ്ങളിൽ മുത്തലക്കായി പറയുന്നതിനെ ചിലയിടങ്ങളിൽ തന്നെ മുക്കയ്യതായും ചിലയിടങ്ങളിൽ എന്താ പറയുക ആമായി പറയുന്നതിനെ ചിലയിടങ്ങളിൽ അതിനെ ബയാനായി കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഖാസായി പറയുന്നതുമൊക്കെ നമുക്ക് ഖുർആൻ്റെ ഒരു ശൈലിയാണ്. ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഖുർആനിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയതിൽ പ്രഥമ വ്യക്തിത്വം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളും നമുക്ക് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും. അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടതല്ല. ഷെയ്ഖ് ഖർലാവി തൻ്റെ തഫ്സീറിൽ തഫ്സീറു ജുസ് അമ്മ എന്ന സ്വഭാവത്ത് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ആ തഫ്സീറിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ സൂറത്തു ഫാത്തിഹയിലെ ഒരായത്തിന് തന്നെ നൽകുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് റബ്ബ് എന്നതിന് വിശേഷണമായി മറ്റു വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാതെ തന്നെ ഷെയ്ഖ് ഖർലാവി ഉദ്ധരിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ അഅലയിലെ സബ്ബിഹിസ്മ റബ്ബിക്കൽ അഅല ആരാണ് റബ്ബ്, അല്ലദീ ഖലഖ ഫസവ്വ വല്ലദീ ഖദ്ദറ ഫഹദ, ഈ അടിസ്ഥാനങ്ങളെയാണ്. റബ്ബുൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്നതിന് മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്കും പോകാതെ സൂറത്ത് ശുഅറയിലെ 23 മുതൽ 28 വരെയുള്ള ആയത്തുകളെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എന്നർത്ഥത്തിൽ അഥവാ തഫ്സീർ ഖുർആൻ ബിൽ ഖുർആൻ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തെ പ്രായോഗികവൽക്കരിക്കുന്ന രീതിയും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളിൽ ധാരാളമായി കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അൽ മൻഹജൽ അംസൽ എന്നർത്ഥത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു തലം അതിന് തഫ്സീർ ഖുർആൻ ബി സ്വഹീഹി സുന്ന എന്നാണ്. ബി സുന്ന എന്നതാണ് പലപ്പോഴും പറയപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് കൃത്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബി സ്വഹീഹി സുന്ന എന്നതാണ്. അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങൾ ഇവിടെ ആവശ്യമല്ല. അതിലേറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അൽ മുഫസ്സിർ അർറസ്മി അൽ വഹീദ് ലിൽ ഖുർആൻ കരീം ഹുവ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതാണ് ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഖുർആനിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് സുന്നത്തിൻ്റെ ആ അനിവാര്യതയെ അതിനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് നിർവചിക്കുന്നത്. അസ്സുന്ന തനസ്സലു അലൈഹി ബിൽ വഹി കമാ യുനസ്സിൽ യുനസ്സലുൽ ഖുർആൻ ഇല്ല അന്നഹ ലാ തുത്ല കമാ യുത്ല അൽ ഖുർആൻ. ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതല്ല ഹദീസ്, എങ്കിലും വഹിയായി ഖുർആൻ അവതരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് സുന്നത്തിനെ അദ്ദേഹം നിർവചിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമായി സുന്നത്ത് മാറുന്നത് ഏതെല്ലാം തലങ്ങളിലാണ് എന്നുള്ളതും അതിനെ തഅക്കീദുമാ ദക്റഹു അൽ ഖുർആൻ, ഖുർആൻ പറഞ്ഞതിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടോ ഖുർആൻ പൊതുവായി പറഞ്ഞതിനെ പ്രത്യേകമാക്കിക്കൊണ്ടോ ഖുർആൻ നിരുപാധികം പറഞ്ഞതിനെ ഉപാധികൾ വെച്ചുകൊണ്ടോ അതിൻ്റെതായ വിശദീകരണങ്ങളും അദ്ദേഹം ഒരു അൽ മൻഹജുൽ അംസൽ ലിൽ ഖുർആൻ ലി ഇൽമി തഫ്സീർ എന്ന ഗണത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും കാണാം. ശേഷം അദ്ദേഹം ഷെയ്ഖ് ഖർലാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അൽ ഇൻതിഫാഉ ബി തഫ്സീരി അസ്സഹാബ വത്താബിഈൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതും പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം സഹാബികൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു നിർവചനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികൾ ഇതാണ്. അസ്സഹാബ ഹും തലാമീദുൽ മദ്രസ അൽ മുഹമ്മദിയ فيها تخرجوا ومنها اقتبسوا وعنها تلقوا وعلى مائدتها تغدت عقولهم وقلوبهم. ഇതാണ് സഹാബിവര്യന്മാരുടെ അർഹതയായി അദ്ദേഹം പരിഗണിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് നിബന്ധന എന്നവണ്ണം പറയുന്നു ഇത് ഇത്തമ സഹാബ അല അംരിൻ ഫഹുവ ദലീലുൻ ഫഇന്ന ഇജ്മാഉഹും ഖദ് യദുല്ലു അല അന്ന ലിഹാദൽ അം അസ്ലം മിന സുന്ന വഇല്ലം യസറഹു ബിഹി. അവർ ഐക്യകണ്ഠേന ഇജ്മാഇൽ എത്തുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഖുർആൻ അത് സുന്നത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ ആ നിലപാടിലെത്തുന്നു എന്ന് നമുക്കതിന്ന് മനസ്സിലാക്കാമെന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സഹാബിവര്യന്മാരുടെയും താബികളുടെയും തഫ്സീറുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു രൂപം എന്നർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ടേം അൽ ഇഹ്തിദാഉ ബി തഫ്സീരി സലഫ് എന്നുള്ളതാണ്. കേവലം സഹാബികൾ മാത്രമല്ല വതഫ്സീറു താബിഈൻ വതഫ്സീറുൽ അഇമ്മ ഖുസൂസൻ മാ അജ്മഉ അലൈഹി, ഈ ഗണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ മൻഹജുൽ അംസൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതിയ കാലത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അഥവാ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാന പാരമ്പര്യങ്ങളെല്ലാം പിറകേക്ക് തള്ളുന്നവരെ കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഷെഹ്റൂറിനെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അദ്ദേഹം പുതിയ രചനകൾ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മൾ ഇന്ന് ഖുർആനെ സമീപിക്കുന്നത് 20-ാമത്തെയും 21-ാമത്തെയും നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെയാണ്. മുൻകാല പണ്ഡിതന്മാർ ഖുർആനും സുന്നത്തിനുമൊക്കെ നൽകിയ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ അതെല്ലാം കേവലം തുറാസുൽ ഇൽമി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമേ പരിഗണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന തലത്തിൽ ഖുർആനിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്ന ആധുനിക തലത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ അത് ഷെയ്ഖ് ഖർലാവി വല്ലാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ വളരെ സുന്ദരമായൊരു വചനം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കഅല്ലം തകുൻ ഹുനാക ഉമ്മ ഇസ്ലാമിയ ഖദമത് ആദൽ ഖുർആൻ തിവാലുൽ ഖുർആൻ. കഴിഞ്ഞ 14 നൂറ്റാണ്ട് വരെയും ഒരു ജനതയും ഖുർആനിനെ സേവിക്കാത്തതുപോലെയാണ്, ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനം നൽകാത്ത പോലെയാണ് ഇവൻ ഖുർആൻ സമീപിക്കുന്നത്. വയബ്ദഉ മിൻ ജദീദ് വയസഅമു അന്നഹു അഅലമു മിന സ്വഹാബ ഔ അഅലമു മിൻ ഇബ്നു അബ്ബാസ് വഅഅലമു ബി മസ്ഊദ് ഔ അഅലമു മിൻ ഖുലഫായി റാഷിദ വഇല ഇർദാലി. അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും പുതിയ കാലത്ത് ഖുർആനിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്നർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക മുഫസ്സിറുകൾ എന്നർത്ഥത്തിൽ പലരും രംഗത്ത് വരുന്നത് എന്നതിനെയും ഷെയ്ഖ് ഖർലാവി നിരൂപണ വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ കേവലം റിവായത്തുകൾ എന്നതിനേക്കാളപ്പുറം അദ്ദേഹം നിർണ്ണയിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനം
തദബ്ബുറുൽ ഖുർആൻ ബിഅഖലിയത്തിന അൽമുആസിറ ആധുനിക ചിന്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഖുർആനെ സമീപിക്കേണ്ടത് അത് പരിഗണിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതും അനുയോജ്യമല്ല എന്നാൽ അത് പരിഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു മീസാൻ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു ആ മീസാൻ പരിഗണിക്കാതെ പണ്ട് ആ മീസാനിനെ ലംഘിക്കാതെ കൊണ്ട് ഖുർആനെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ നഹ്നു ഫി ഹാജ ഇല അൻ നതദബ്ബറൽ ഖുർആൻ ഇദാ ഫസ്സർനൽ ഖുർആൻ നഹ്നു നതബറുഹു കമ അമറനല്ലാ അല്ലാഹു വിശേഷിപ്പിച്ചതുപോലെ അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഖുർആനിനെ തദബ്ബുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു അല്ലാഹു ബി മുത്തലഖിൽ ലുഗ ലുഗ എന്ന് പറയുന്നത് ലുഗൽ അറബിയ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആനുൻ അറബി ഹുക്മുൻ അറബി ലിസാനുൻ അറബി എന്നതാണ് അറബി ഭാഷയെ പരിഗണിക്കാതെ കണ്ട് ഖുർആനെ സമീപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആനിനോട് ഒരർത്ഥത്തിലും സ്വീകരിക്കാൻ അനുയോജ്യമല്ലാത്ത നിലപാടാണ് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ കേവലം ലുഗയിൽ അടിസ്ഥാനമായി മാത്രം ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന വ്യതിചലനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം താക്കീത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് സകാത്തിൻ്റെ അവകാശികളിൽ ഫീ സബീലില്ല എന്നൊരൊറ്റ ഒരു വിശേഷണത്തെ ഭാഷാപരമായി പരിഗണിച്ചാൽ പലപ്പോഴും അത് ഇമാമത്തുൽ അദാനി തരീ അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നവരും നമസ്കാരം എടുക്കുന്നതും മറ്റെല്ലാ നന്മകളും അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആ ലുഗ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് മുന്നോടിയായി വന്നിട്ടുള്ള റിവായത്തുകളെയും കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ലുഗയിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നും ഷെയ്ഖ് ഖർലാവി ആ അടിസ്ഥാനമായി നിർണ്ണയിക്കുന്നു അവസാനം മുറാഅത്തുസ് സിയാഖ് സബബ് നുസൂൽ എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഓരോ വചനങ്ങളും ഓരോ പദങ്ങളും എവിടെയാണ് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് മുമ്പിലുള്ളതും ശേഷമുള്ളതുമാകുന്ന അടിസ്ഥാനങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങൾ പ്രതിപാദ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണമാണ് സൂറത്ത് മാഇദയിൽ ചിലരെങ്കിലും വത്തുൽ അലൈഹിം നബ അബ്നൈ ആദം അത് ബനൂ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് രണ്ടാളുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്നുപോലും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷേ സിയാഖ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആദം അലൈഹി ഇസ്ലാമിയുടെ സന്തതികളാണ് എന്ന് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള ആയത്തുകൾ കാണാം പലപ്പോഴും സിയാഖ് പരിഗണിക്കാതെ ഖുർആനെ സമീപിച്ചാൽ വ്യതിചലനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരേ കെലിമത്തുകൾ വ്യത്യസ്ത അർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് സിയാഖിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നുണ്ട് അവസാനം അസ്ബാബ് നുസൂൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ ഖുർആനെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതിനെയും അദ്ദേഹം നിരാകരിക്കുന്നു എന്നാൽ അസ്ബാബ് നുസൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല കേവലം സബബ് നുസൂലുകളിൽ മാത്രം ഒരു ഖുർആനിക വചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഷെയ്ഖ് ഖർലാവി താക്കീത് നൽകുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റേതായ തലത്തിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെടാം ഏറ്റവും അവസാനം ഖുർആനിന് നാം പരിഗണിക്കേണ്ടത് അൽ ഖുർആൻ അസ്ലൻ യുർജഉ ഇലൈഹി ഐ അൽ ഖുർആൻ മത്ബൂഉൻ ലാ താബിഉ ഖുർആൻ ഒരിക്കലും അവലംബിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് അവലംബിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഏതൊരു വിജ്ഞാന ശാഖയുടെയും അടിസ്ഥാനം അത് ഖുർആനാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന പുതിയ കാലത്തെ പ്രവണതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളുടേതായ വ്യതിചലിച്ച ചിന്തകൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും ചിന്താധാരകൾക്കും ഖുർആനിനെ അതിൻ്റെ തെളിവായി സമർത്ഥിക്കുക എന്ന ഒരു നിലപാടാണ് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിക്കുന്നത് അൽ ഖുർആൻ മത്ബൂഉൻ ലാ താബിഉ ഈ അസ്ലുകളെയാണ് അദ്ദേഹം ഖുർആനിൻ്റെ അൽ മൻഹജ് അൽ അംസൽ എന്ന സ്വഭാവത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മസാലിക് തഫ്സീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുക അതിന് പ്രായോഗികമല്ല അതിൻ്റെ ആകത്തുക എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പലപ്പോഴും വിശുദ്ധ ഖുർആനിക വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരുന്ന വ്യതിചലനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉസൂർ ഫിൽ ഇൽമി വൽ ഫിക്ർ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം ഫസാദു ഫിന്നിയത്തി വൽ ഖസ്ദ് എന്നുള്ളതാണ് വാഖിറു ദവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്ത് തുടർന്ന് ഷെയ്ഖ് ഖർദാവിയുടെ അനുപമ വ്യക്തിത്വം പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മുഫ്തി അമീൻ അൽ ഖാസിമി മാഹിയെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം നഹ്മദുഹു വനുസല്ലി വനുസല്ലിം അലാ റസൂലിഹിൽ കരീം അമ്മാ ബാദ് അപാരമായ അറിവുകൊണ്ടും ആകർഷണീയമായ ശൈലി കൊണ്ടും അതുപോലെ നിലപാടുകൾ കൊണ്ടും ആഗോള രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിത്വമാണ് ഷെയ്ഖ് യൂസഫുൽ ഖർലാവി അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം സ്വതന്ത്ര മുജ്തഹിദുകളായ ഇമാം ഷാഫിഈ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ പോലുള്ള മുജ്തഹിദ് മുത്തലഖുകൾ സ്വതന്ത്ര മുജ്തഹിദുകൾക്ക് സമാനമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നവരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂട്ടത്തിൽ അസഭ്യം ചേർത്തുകൊണ്ട് പറയുന്ന വേറൊരു വിഭാഗമുണ്ട് അൽ ഖർലാവിൽ ഇർഹാബി എപ്പോഴും ഭീകരനായ ഖർലാവി എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഘമുണ്ട് സദസ്സിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത ചില വാക്കുകൾ
അവിചാരിതമായിട്ട് പോലും മനുഷ്യൻ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടവരുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതിനോടൊന്നും ആ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ പോയില്ല. അതിന് വൈജ്ഞാനികമായി നേരിട്ടു എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇർഗാമുൽ ഖൽബിൽ ആവി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് യമനിലൊരു വിഭാഗം അദ്ദേഹത്തെ സംബോധന ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും വലിയ സ്ഥാനം സ്വതന്ത്ര മുജതഹിദുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നവരും മറുഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരിക്കലും അവിചാരിതമായിട്ട് പോലും മനുഷ്യൻ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടായിട്ടും മറ്റും ബോധപൂർവം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ചാലും ശരി, അദ്ദേഹത്തെ വെറുത്താലും ശരി, അദ്ദേഹത്തെ അവഗണിക്കാൻ ആവില്ല എന്നർത്ഥം. ലവ് ഹിം ഓർ ഹെയ്റ്റ് ഹിം, യു കാൻ്റ് ഇഗ്നോർ ഹിം. അദ്ദേഹത്തെ അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വലിയൊരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെയ്ഖ് യൂസഫുൽ കർലാവിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ പല തലങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പലരും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാറുണ്ട്, ഖത്തറിൽ സുഖലോലുപനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു, പല നിലപാടുകളിലും അദ്ദേഹം ഭൗതികമായ താല്പര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ്. ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് തന്നെ തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈജിപ്തിൽ കഴിഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. ഈജിപ്തിലെ ഇസ്ലാം വിരുദ്ധ ശക്തികൾക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറാണ്. കാരണം ഇത്രയധികം ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളെ ജമാൽ അബ്ദുൽ നാസറിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്കോ കൂടെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഈജിപ്തിൽ അതിലൂടെ നേടാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയും പുതിയൊരു നാട്ടിലേക്ക് ഖത്തറിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്ത് വരികയും ചെയ്ത വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ വൈജ്ഞാനികമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ തലത്തിൽ പരിശോധിക്കുക എന്നല്ലാതെ സാധാരണ അനുചിതമായ രീതിയിൽ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും അസ്ഥാനത്താണ്. സാധാരണ ആശയപരമായിട്ട് പരാജയപ്പെടുന്നവരുടെ രീതിയാണ് ക്യാരക്ടർ അസാസിനേഷൻ നടത്തി, വ്യക്തിഹത്യ നടത്തി നിലപാടുകളെ അവഗണിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക മനുഷ്യനാണ്, മനുഷ്യൻ്റെ ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ടാകാം. ചില സലഫുകളിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭയം കാരണം പൂർണ്ണമായിട്ടും സത്യത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ, അതായത് ശക്തരായ കിരാതരായ ഭരണാധികാരികൾ മറുഭാഗത്തുണ്ടാകുമ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ സമയത്തും സത്യത്തോടൊപ്പം 100% നിൽക്കാൻ സാധിച്ചോ എന്ന് എനിക്ക് എന്നെക്കുറിച്ച് സംശയമുണ്ട് എന്ന് ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് സലഫുകളിൽ നിന്ന് പോലും കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം മനുഷ്യ സഹജമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ നിലപാടുകളെല്ലാം വ്യക്തമാക്കിയതെന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും അസ്ഥാനത്താണ്. അപ്പം അദ്ദേഹം ഇടപെട്ട വിഷയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ എടുത്താലും അപാരമായ അറിവാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത. ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ സ്വയം വിമർശനം നടത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ മുൻഗാമികളുടെ മാതൃകയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ. ഇന്ന് ഷെയ്ഖിൻ്റെ അടുത്ത് 12 വർഷം സഹവസിച്ചു, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സുബഹി 30 വർഷം നമസ്കരിച്ചു എന്നൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ 3-4 വർഷം കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും എല്ലാം കൂടെ പഠിച്ച് തീരുമോ നോക്കാം. അവിടെ യൂസഫുൽ കർലാവി വ്യത്യസ്തനാണ്. അദ്ദേഹം പഠിക്കാത്ത പരമ്പരാഗത ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനീയങ്ങളില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. അപാരമായ അറിവ് അറബി ഭാഷയിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണവും കവിതകളും എല്ലാം അതിന് സാക്ഷിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും പിഴവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവർ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അറിവ് കുറവാണെന്ന് ആരോപിക്കില്ല. അതിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തഭിപ്രായമാണോ പറയാനുള്ളത് അതിന് വേണ്ട കാരണങ്ങൾ ഏത് തലത്തിൽ നിന്നും എടുത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. പോളിസിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട്, ലിബറൽ പോളിസി കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ചില വിഷയങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം വരിക എന്നല്ലാതെ യൂസഫുൽ കർലാവിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ അറിവില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിരാളികൾ പോലും പറയില്ല. അൽ ഹലാൽ വൽ ഹറാം ഫിൽ ഇസ്ലാമിന് ഗണനമെഴുതിയ ഒരു ഷാമി പണ്ഡിതൻ എഴുതി, എനിക്കുറപ്പാണ് എൻ്റെ ഈ പുസ്തകം യൂസഫുൽ കർലാവിയുടെ പുസ്തകം എഴുതി അത്രയും സ്ഥലത്തെത്തൂല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച എത്രയും ആളുകൾ എൻ്റെ പുസ്തകം ഒരിക്കലും വായിക്കില്ല, എനിക്ക് വിയോജിപ്പുകളുള്ളത് ഞാനിതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ഇത്ര സ്വാധീനമുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഭരണകൂടത്തിന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആരും വേണമെന്നില്ല. പകരം എതിരാളി ഇതിനെ മറുപടി എഴുതുമ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്, എനിക്കറിയാം ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഈ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം എത്തി അത്രയും ആളുകളിലേക്ക് എത്തുകയില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാമെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നു, വിയോജിപ്പുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത്രയും സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിത്വം ഇന്ന് പോലും, ഇന്ന് ഒരു കാര്യം പറയും, ഇപ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ന് ഖത്തർ ശ്രദ്ധേയമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. മറ്റ് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അതിൻ്റെ വലുപ്പം എത്ര ചെറുതാണോ നേരെതിരായിട്ട് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നയതന്ത്ര നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഇന്നും ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവരുടെ
വിഷയത്തിൽ ഇസ്രായേലിനും ഫലസ്തീനും ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥം നിൽക്കുന്നത് ഖത്തറാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഖത്തറിൻ്റെ നിലപാടുകളിൽ പോലും യൂസഫുൽ കർലാവിയുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പല ഘടകങ്ങളുണ്ടാകാം. അദ്ദേഹം ഖത്തറിൽ പോയത് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഖത്തറിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാകാം. എന്താണെങ്കിലും അവിടെ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം മിമ്പറുകളിലും ചാനലുകളിലും റേഡിയോയിലും ഒക്കെ ശരീഅത്തിനെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ചൊരു വ്യക്തിയുടെ ചിന്താഗതികൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാമിക നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് കരുതുന്നു. ഉറപ്പായിട്ടും അതൊരു കാരണമായിരിക്കാം. എന്താണെങ്കിലും അത്രയും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അപാരമായ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാരും പറയാം. അസ്ഹറിൽ എൽ കെ ജി ഉണ്ടെങ്കിൽ എൽ കെ ജി മുതൽ, അവിടെ ഒരു പി എച്ച് ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി വരെ, ഇസ്ലാമിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കലാലയത്തിൽ വർഷങ്ങൾ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പല ഷെയ്ഖുമാരിൽ നിന്നും പഠിച്ച ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ് ഷെയ്ഖ് കർലാവി. നമുക്ക് വലിയൊരു ഒരു അസൂയ തോന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയത്തിൽ. കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ചടുലത ഇങ്ങനെ പ്രായം കൂടുതലും കുറഞ്ഞു വരും. ഒരു കൗമാരക്കാരൻ ലൈബ്രറിയിൽ കയറിയാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പാഞ്ഞു കയറി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കാൻ എഴുതാനൊക്കെ പറ്റും. ഒരു 10, 30, 35 വയസ്സാകുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സ്ലോ ആയി വരും. ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏത് പ്രായത്തിലും ഈ അടുത്ത് എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളെപ്പറ്റി പോലും അദ്ദേഹം അപ്ഡേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പം പ്രായം അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ. ആ കൗമാരക്കാരുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചടുലതയോടെ അദ്ദേഹം അവസാന സമയം വരെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് വേണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. അതിൽ ഒരു അത്ഭുതം അഖീദയുടെ ഒരു വിഷയം, വളരെ സങ്കീർണമായൊരു വിഷയമുണ്ട്. ഹംബലികളും സലഫികളും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളൊരു വിഷയം. ഫുസൂലുൻ ഫിൽ അഖീദയിൽ അദ്ദേഹം രണ്ടു പേർക്കും യോജിക്കാവുന്ന പോയിൻ്റുകൾ കണ്ടെത്തുകയും അസ്മാ സിഫാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയത്തുകൾ മുതഷാബിഹിൽപ്പെട്ടതാണ്, ഇതിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇതിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാർഗം, ഇത് ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഏകാഭിപ്രായമാണ്, ഹത്ത ലുഹൂരി ഷെയ്ഖിൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ്യ തവ മദ്രസ തിഹി, ഇബ്നു തൈമിയ വരുന്നത് വരെ. അപ്പോൾ ആ നിലപാടല്ല നമ്മുടെ വിഷയം. അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അദ്ദേഹം ആ പുസ്തകത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന തെളിവുകളും മുൻഗാമികളുടെ മദ്ഹബുകളും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണ് അത് പറഞ്ഞ് ഈ പോയിന്റിലേക്ക്, ഈ കണ്ടെത്തലിലേക്ക് അദ്ദേഹം വന്ന വഴി തീർച്ചയായിട്ടും അഗാധമായ പഠനത്തിൻ്റെ തെളിവാണ്. അദ്ദേഹം ഇബ്നു തൈമിയ്യ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന, പല വിഷയങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ്. എന്നിട്ടും കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യകാല ഹംബലികളും അശ്ശരികളും യോജിച്ച ഈ പോയിന്റിൽ അദ്ദേഹം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് കാന ശിബ്ഹ മുത്തഫഖിൻ അലൈഹി ഹത്ത ലുഹൂരി ഷെയ്ഖിൽ ഇസ്ലാം ഇബ്നു തൈമിയ്യ തവ മദ്രസതിഹി, ഇബ്നു തൈമിയ വരുന്നത് വരെ. അഥവാ ഇന്ന് സൂഫി സലഫി ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സുന്നി സലഫി ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചകളുള്ളൊരു വിഷയത്തിൽ യോജിക്കാവുന്നൊരു പോയിൻ്റ് കർലാവി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുസൂലുൻ ഫിൽ അഖീദയിൽ. അതുപോലെ ഫിഖ്ഹിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാരാളം നിലപാടുകൾ കാണാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മളിപ്പം അഹ്കാമുകളെക്കുറിച്ച് വിധിവിലക്കുകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു റെഡ് ലൈൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരു കാര്യം ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്ന് പറയുമ്പം മുൻഗാമികൾ എന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. നാല് മദ്ഹബിൻ്റെ ഇമാമുമാർ അല്ലെങ്കിൽ മുജ്തഹിദുകളായ ഇമാമുമാർ, ഇമാം ദഹബി സീറു അലാമൻ നുബലയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി, നിനക്കൊരു ഹദീസ് സഹിഹായി കിട്ടിയാൽ പോലും ഇമാം ഷാഫിയോ ഇമാം അബൂ ഹനീഫ് നാല് മദ്ഹബിൻ്റെ ഇമാമാരെന്നാൽ അതിന് പുറമെ സുഫിയാനു സൗരി തുടങ്ങിയ ആരും അത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് അവിടെ നിൽക്കണം, എന്ന് പരിശോധിക്കണം അതെന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പരിശോധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഷെയ്ഖ് യൂസഫുൽ കർലാവിയുടെ, കാരണം ഞാൻ ട്രഡീഷണൽ വഴികളിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന അതിനെ പിൻപറ്റുന്ന ആളാണെന്ന രീതിയിൽ പറയാണ്, ഷെയ്ഖ് യൂസഫുൽ കർലാവിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പലർക്കും വിയോജിപ്പുണ്ടായിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളെ മുസാഫ ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണെങ്കിലും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും മുൻഗാമികളിൽ ആരും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ അഭിപ്രായം പറയാൻ അതിന് സാധ്യതയുണ്ടോയെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന അടുത്ത വിഷയമാണ്. അതിലുള്ള വിയോജിപ്പുകളെ യൂസഫുൽ കർലാവി വളരെ വിശാലതയോടാണ് കണ്ടിരുന്നത്. ഒരു അക്കാഡമി മുഴുവൻ ഒരു തവണ അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. സക്കാത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൃഷിയും വാടകയുമല്ലാത്ത, കൃഷിയും വ്യാപാരവുമല്ലാത്ത മറ്റു വരുമാന മാർഗങ്ങൾ, വാടക ശമ്പളം തുടങ്ങി ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ. അപ്പം അന്ന് ജിദ്ദ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഫിഖ് അക്കാഡമിയിൽ മുനാക്കഷ നടക്കണം. അതിൻ്റെ മുഴുവൻ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് മുഴുവൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അദ്ദേഹം ഒറ്റക്കാണ് ഒരു ഭാഗത്ത്, മുഴുവൻ അക്കാഡമിയും പറഞ്ഞു ഇതിൽ നാല് മദ്ഹബ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വരുമാനത്തിനാണ്, സേവിങ്ങിനാണ് സക്കാത്ത് ഉള്ളത്, 2.5% സക്കാത്ത്, ഇതിലാണ് നമ്മുടെ പ്രമേയം വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തെറ്റ് സംഭവിച്ച ആൾക്കുള്ള ഒരു പ്രതിഫലം കിട്ടും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ മുഴുവൻ ചർച്ചകളിൽ അദ്ദേഹം അത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുകയും തെറ്റ് സംഭവിച്ച ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതായത് അദ്ദേഹം ക്ഷുഭിതനാകുന്നില്ല, അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിനെതിരായി തീരുമാനം വരുന്ന പ്രമേയങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ചകളിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഭാഗവാക്കാവുകയും
എതിരഭിപ്രായങ്ങളെ മാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നർത്ഥം. ഇത്രയും മോശമായ വാക്കുകൾ, ഭീകരൻ, കൊടും ഭീകരൻ തുടങ്ങി അവിചാരിതമായിട്ട് പോലും വായിൽ നിന്ന് വരാൻ പാടില്ലാത്ത വാക്കുകളെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സംബോധന ചെയ്തപ്പോൾ പോലും എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ ആ ഒരു ശൈലിയിൽ അദ്ദേഹം എതിരഭിപ്രായങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ എതിരാളികളെ കാണുകയേ ചെയ്തില്ല, മറിച്ച് എല്ലാ മുസ്ലിമുകളോടും ഗുണകാംക്ഷയോടെ അദ്ദേഹം പെരുമാറി. ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമുകളോടും അദ്ദേഹം വലിയ സ്നേഹത്തോടെ, ഒരു ഖുതുബ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമുകളെ പറ്റിയുണ്ട്, ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ അറിവ്. ദൈവബന്ധിലെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അക്ബറു തജമ്മുഇൻ റഅയ്തുഹു ഫി ഹയാത്തി, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ജനക്കൂട്ടം. എൻ്റെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമുകളെ ഉപദേശിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ അഖല്ലിയത്താണ്, ന്യൂനപക്ഷമാണ്, അത് ആപേക്ഷികമായിട്ടാണ്, ഖലീലല്ല കസീറാണ്, കുറവല്ല, വലിയ എണ്ണം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവായ റോള് സ്വീകരിക്കണം, ഐക്യത്തോടെ മുന്നേറണം, ഐക്യമുണ്ടാകണം, മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ ആത്മസംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഷെയ്ഖ് യൂസുഫുൽ കർലാവി വിഷയത്തിൻ്റെ തൊലിപ്പുറത്ത് നിൽക്കാതെ വിഷയത്തിൻ്റെ ആത്മാവിലേക്ക് കടക്കാൻ തയ്യാറാവണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ സത്യത്തിൽ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവണം. ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം, ഖുതുബൻ്റെ മുമ്പ് മഅശറൽ മുസ്ലിമീന എന്ന് പറയണമെന്നൊരു തർക്കം, മഅശറൽ മുസ്ലിമീൻ റഹിമക്കുമുള്ളാ എന്ന് പറയണമെന്നൊരു തർക്കം. അപ്പോൾ എന്താ ഷാഫി മദബിൽ അതിൻ്റെ നിദാനം? കാറ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ താഴെ പോകണമെന്നും എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഓഫാക്കണമെന്നും, ബാക്കി ഒരുപാട് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നില്ല, ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റായിട്ട് അതിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, അതെല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കണം, ഇമാമ് വരുന്നുണ്ട്, ഖുതുബൻ്റെ ഇടയിൽ സംസാരിക്കരുത്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിന് തെറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇത് അറബിയിലാകണമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ? മലയാളികളോട് അറബിയിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അപ്പം ഫിഖ്ഹിൻ്റെ കിതാബുകളിൽ അതിന് അനൗൺസ്മെൻറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു അറിയിപ്പാണ്, അങ്ങനെ അറിയിപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അതിനെ പിടിച്ച് അറബിയിലാക്കി, അതിനെ അറബിയിലുള്ളൊരു ഒരു കർമാക്കി. അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർ അതിനെ അറബിയിലുള്ള കർമാക്കി മാറ്റുകയും വേറൊരു കൂട്ടർ ഇതിനെ ബിദഅത്താണെന്ന് മുദ്രകുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പാർക്കിംഗ് താഴെ വെക്കണം എന്ന അനൗൺസ്മെൻറ്റ് തെറ്റല്ല, മൊബൈൽ സൈലൻ്റ് ആക്കണം എന്ന അനൗൺസ്മെൻറ്റ് തെറ്റല്ല. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടരും വിഷയത്തിൻ്റെ മർമ്മത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു ചർച്ചാ വിഷയം ആക്കേണ്ട കാര്യം പോലുമില്ല. യൂസുഫുൽ കർലാവി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിലെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ ഈ രീതിയിൽ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് മഅശറിനെ നിങ്ങളൊരു അറിയിപ്പായിട്ട് കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ, ആ രീതിയിൽ വിഷയങ്ങളെ സമീപിക്കുകയും ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെ അദ്ദേഹം പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത സംഗതി, പണ്ഡിതന്മാർ പ്രഭാഷകന്മാർ രണ്ട് ധ്രുവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്. അതായത് വലിയ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് വലിയ പ്രഭാഷകനാകാനോ എഴുത്തുകാരനാകാനോ സംഘാടകനാവാനോ കഴിയണമെന്നില്ല. ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ ആത്മകഥയിലും ഈ ഒരു വിഷയം, അതായത് ഒരു വലിയ അക്കാഡമിക് നേതാവാകണം എന്നില്ല. ഇത് ലോകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാര്യമാണ്, പീസ് കോൺഫറൻസുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പം ആളുകൾ ലോകത്ത് വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ വരുന്നവർ, അതൊക്കെ വലിയ വലിയ പ്രഭാഷകരായിരിക്കും, വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരെ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ സാധാരണക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞോളണം എന്നില്ല. യൂസുഫുൽ കർലാവി ഒരുപാട് കഴിവുകളുടെ ഒരു സങ്കേതമായിരുന്നു, അപാര പണ്ഡിതനുമാണ്, അപാര പ്രഭാഷകനുമാണ്. സാധാരണ ഒരു കടപ്പുറത്ത് വലിയൊരു പരിപാടിയുണ്ട്, അവിടെ ജനങ്ങളെ ഉത്ബോധനം കൊടുക്കണം, അവരെ ഒരു സമരത്തിന് തയ്യാറാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷെയ്ഖുൽ ഹദീസിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം ആർക്കും ആവേശം വരണമെന്നില്ല. അതിന് നല്ല നല്ല പ്രഭാഷകനെ കൊണ്ടുപോകും, ആ പ്രഭാഷകൻ ആഴത്തിലുള്ള അറിവുണ്ടാകണം എന്നില്ല. യൂസുഫുൽ കർലാവി ഇതുപോലുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളുടെയും ഒരു സങ്കേതമായിരുന്നു. വലൈസ അലല്ലാഹി ബി മുസ്തൻകരിൻ അയജ്മഅൽ ആലമ ഫീ വാഹിദിൻ, അള്ളാഹുവിന് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല ഒരാളിൽ തന്നെ ഒരു ലോകത്തെ മുഴുവൻ സമ്മേളിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം. ഇപ്പം ഈജിപ്തിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഖുതുബക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം വന്നു, ഇർഹൽ യാ മുബാറക് അമ്മ യക്ഫീക സലാസൂന സന, മുബാറക് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകണം, 30 വർഷം പോരെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറബ് ലോകത്ത് തീ പടർത്തിയതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണ്, അതിനോടൊപ്പം അപാരമായ പ്രഭാഷകനാണ്, കവിയാണ്, സംഘാടകനാണ്, ഇത്തിഹാദുൽ ഉലമ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളതാണ്. ജീവിതകാലത്തിന് അദ്ദേഹം മുൽത്തഖൽ തലാമീദി വൽ അസ്ഹാബ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സദീർത്യർ, അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധമുള്ളവരുടെ വലിയ സംഘടന. അപ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അപാരമായ കഴിവുകൾ സമ്മേളിച്ച ഉയർന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ഷെയ്ഖ് യൂസുഫുൽ കർലാവി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളുടെ 4 വരികൾ പാടിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധമായ കവിത കാണാം, ഒരുപാട് കവിതകൾ, അതിൽ നൂനിയ എന്ന് പറയുന്ന കവിത. നൂനിയയുടെ പ്രത്യേകത, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സാധാരണ പാരായണം ചെയ്യാറുള്ള ഈജിപ്തിൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ വിവരിച്ചുള്ള കവിതയാണ്. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാണാം, എൻ്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ വിലങ്ങ് വെച്ചോളൂ, ലഫിയതിൽ ഖൈദ അൽഹിബ് അദ്ലുഇ ബിസൗത്തി, മുതുകിൽ ചാട്ട കൊണ്ടടിച്ചോളൂ, ലഉനുഖി അല സിക്കീനി, എൻ്റെ കഴുത്തിൽ കത്തി വെച്ചോളൂ, ലൻ തസ്തതീഅ ഹിസാറ ഫിക്രി സാഅതൻ, ഒരല്പസമയത്തേക്ക് പോലും എൻ്റെ ചിന്തയെ തടുത്തു നിർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല, ഔ നസ്അ ഈമാനി ഔ വനൂറ യഖീനി, എൻ്റെ ഈമാനെ ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല, ഫന്നൂറു ഫീ ഖൽബി വ ഖൽബി ഫീ യദി റബ്ബി
വറബ്ബി നാസിരി വ മുഈനി, എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രകാശം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ്, എൻ്റെ ഹൃദയം റബ്ബിൻ്റെ കൈകളിലാണ്, റബ്ബാണ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നത്. സഅഈഷു മുഅ്തസിമൻ ബിഹബ്ലി അഖീദത്തി, ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പാശ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കും. വ അമൂത്തു മുബ്തസിമൻ ലിയഹ്യ ദീനി, എൻ്റെ ദീൻ ജീവിച്ച് കാണിക്കാൻ ഞാൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തെ പുലുകുകയും ചെയ്യും. എന്താണെങ്കിലും ഷെയ്ഖ് യൂസുഫുൽ കർലാവി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് അവഗണിക്കാനാവാത്ത ഒരു സാന്നിധ്യമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു തന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നല്ല നിലപാടുകളെ സ്വീകരിക്കാനും പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ച ഉയർന്ന നിലവാരം പിൻപറ്റണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക് നൽകട്ടെ. ഞാൻ ഷെയ്ഖ് യൂസുഫുൽ കർലാവിയുടെ സ്നേഹം കൊണ്ടും പിന്നെ ഈ ജാമ്യയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടും നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ ഈ പരിപാടിയിൽ വരണം, പങ്കെടുക്കണം എന്നാഗ്രഹിച്ചു അള്ളാഹു തൗഫീക് നൽകി. ഇതിനെ ക്ഷണിച്ച ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. അള്ളാഹു തആല ഈ സ്ഥാപനത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. شكرا يا استاذ، العرض كان جميلا. الان ارحب بالاستاذ دكتور محمد عبد الله الصفي، محاضر الجامعه الاسلاميه شاندبرم، لتقديم ورقته حول الموضوع جهود العلامه القرضاوي وموقفه في تعامل السنه النبويه. ان تواجدكم سيسهم ايجابيا في اثراء فكر القرضاوي فليتفضل مشكورا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أفتخر بمشاركة هذه الجلسة التي أتاح لنا رئيس الجامعة، بحيث أني أيضا تتلمذت على يد الشيخ يوسف القرضاوي عندما زار ندوة العلماء مع أبي لزيارة أبي الحسن الندوي. ففي الحقيقة أتذكر الآن ذلك الوقت الذي كنت أجلس معه، فاخترت موضوعا يفيدنا جميعا في مسار هذا الطريق، وهو جهود العلامة القرضاوي وموقفه في تعامل السنة النبوية. فأبدأ بحمد الله تبارك وتعالى، وأصلي وأسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد قسمت البحث إلى تمهيد وفصلين وخاتمة. أما التمهيد ففي بيان منزلة السنة ودورها في التشريع الإسلامي وجهود العلماء في صيانتها. أما الفصل الأول ففي جهود العلامة القرضاوي. أما الفصل الثاني ففي موقف العلامة القرضاوي وتعامله مع السنة النبوية. وختمت في أهم بعض النتائج التي وصلت إليها. مما لا يختلف فيه اثنان أن القرآن والسنة هما مصدر التشريع الإسلامي الذي بعث الله به رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، وهو معصوم في كل ذلك، فلا يقول إلا حقاً ولا يفعل إلا صواباً، وصانه في إقراره فلا يقر إلا ما وافق شرع الله تعالى
يقول الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وأن الوحي الإلهي هو المصدر الموحد لكل من القرآن والسنة، وإننا مأمورون باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الوحي المتمثل في شقيه من القرآن والسنة. والدليل على ذلك الآيات والأحاديث التي تأمرنا باتباع رسول الكريم صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمرنا به أو ينهانا عنه القرآن والسنة. مثل قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ومن السنة مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني بغير أي تفريق فيما بين فقد أبى. وأن السنة هي المصدر الثاني للتشريع والمتمم للقرآن الكريم والموضح له. جهود العلماء في صيانة السنة النبوية: أولاً، الاهتمام بحفظ الكتاب والسنة. لقد بدأت العناية بالسنة المطهرة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبأمر منه، فتعاهدها الصحابة بجهودهم المتابعة، وتتابعت الأجيال على ذلك، حفظوها في الصدور ودونوها في السطور. وهذا الاهتمام بحفظ الكتاب والسنة كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم النحر: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. ثانيا، جهود الصحابة رضي الله عنهم. وجمع الصحابة كل بحسب ما تيسر له حفظه كل ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم في خارج بيته، وأما ما كان منه في داخل بيته فتكفل به أمهات المؤمنين. ومن كان يخدم في البيت مثل أنس بن مالك رضي الله عنه، ومن كان يزوره في بيته مثل أبي موسى الأسعم، أبي موسى وابن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما، بتسجيل ذلك كله وروايته. وكتب كثير من السنة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تكتب كلها، وذلك بسبب شيوع الأمية بين الصحابة، فكانوا يعتمدون على الحفظ لسيلان أذهانهم وضبط صدورهم ولانشغالهم بالقرآن الكريم والفتوح. ثالثاً، طرق التابعين وأتباعهم سار على طريق الصحابة ومع بعضهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، يمثلون الكثرة وينهضون بهذه المهمة المحافظة على الحديث وتبليغه سالماً من الدس والتدليس، نقياً من الهوى، بعيداً عن التعصب. وتنوعت طرق هؤلاء الأعلام، فمنهم من اكتفى بتصدر مجالس التحديث يروي للناس السنن، ومنهم من يتكلم في الرواية وما يتصل بها من أحكام الدراية، ومنهم من جمع إلى التحديث التأليف والتصنيف. رابعاً، العصر الذهبي للسنة المباركة، القرن الثالث الهجري، إنه هو العصر الذهبي للسنة المباركة. فيه استقرت السنة في بطون الكتب والكتب المعروفة لدينا الآن، وفيه تم وضع المناهج بشكل متكامل لدراسة الإسناد والمتن، وفيه تعددت وجوه خدمة السنة على سبل متعددة. خامساً، المؤلفات والكتب الست. وفي هذا العصر جمعت
الأحاديث مرتبة على الكتب والأبواب الفقهية والموضوعية، وخير مثال لهذه الطريقة ما عرف عند المحدثين بالكتب الستة. وهكذا تتابعت جهود العلماء المتواصلة والمتكاملة في خدمة السنة المشرفة من لدن قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العصور المتأخرة ومن بعده، فوصلت إلينا نقية خالصة لا شبهة فيها. سادسا، مساهمة العلامة القرضاوي في خدمة السنة النبوية. ومن بين هؤلاء العلماء الذين قد بذلوا قصارى جهودهم لأجل خدمة الدين العلامة الشيخ يوسف القرضاوي، والذي بدوره ساهم مساهمة كبيرة في الذب عن السنة النبوية الشريفة، وذلك برسم بعض المعالم والضوابط الهادية إلى فهم سليم والمرشدة إلى تعامل حسن مع السنة النبوية، لتنقية ما شابها من قصور في الفهم وقصور في التطبيق، من أن تؤدي دورها في الحياة كما كانت في القرون الأولى. الفصل الأول: جهود العلامة القرضاوي رحمه الله تعالى. التعريف بالعلامة الشيخ يوسف القرضاوي. أولاً، نشأته ووفاته. ولد يوسف القرضاوي في إحدى قرى جمهورية مصر العربية، وبالتحديد بقرية صفت، المحلة الكبرى محافظة الغربية، في سنة 1926، ومات سنة 22. ثانياً، مؤهلاته العلمية: حفظ القرآن الكريم وأتقن أحكام تجويده وهو دون العاشر من عمره، والتحق من معاهد الأزهرية أزهر الشريف، فأتم فيها دراسته الابتدائية والثانوية. وكذلك تم دراسته في الأزهر الشريف. وبعد ذلك نأتي إلى مؤلفاته العلمية. ألف الشيخ القرضاوي أزيد من 60 و100 كتاب في مجالات عدة، أهمها أولاً ننظر في الفقه وأصوله، الحلال والحرام في الإسلام، فتاوى معاصرة، وغير ذلك كتب كثيرة كما نرى أمامنا. ثانياً، الاقتصاد الإسلامي، فيه فقه الزكاة، مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام، بيع المراجعة للآمر بالشراء، وغير ذلك الكتب. ثالثاً، علوم القرآن والسنة، فيه الصبر في القرآن، العقل والعلم بالقرآن الكريم، كيف نتعامل مع القرآن العظيم، كيف نتعامل مع السنة النبوية، تفسير سورة رعد، المدخل لدراسة السنة النبوية، وغير ذلك. رابعاً، العقيدة، الإيمان والحياة، وجود الله، حقيقة التوحيد، الإيمان بالقدر، موقف الإسلام، من كفر اليهود والنصارى. خامساً، الدعوة والتربية، فيه الثقافة الداعية، التربية الإسلامية، ومدرسة حسن البنا، وإلى ذلك. سادساً، ترشيد الصحوة والحركة الإسلامية، فيه الصحوة الإسلامية بين جحود والتطرف، بين الجحود والتطرف. سابعاً، إسلاميات عامة، فيه العبادة في الإسلام، الخصائص العامة للإسلام، وغير ذلك. ثامناً، الشخصيات الإسلامية، فيه الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه. الشيخ الغزالي كما عرفته رحلة نصف قرن، ترجمة إمام الحرمين إلى آخر، وربانية الأمة أبو الحسن الندبي، نساء مؤمنات. تاسعاً، الأدب والشعر كما رأينا، نفحات ولفحات وغير ذلك. وله العديد من البحوث والمقالات المنشورة في المجلات والصحف، وكثير من الدراسات التي شارك بها في ملتقيات وندوات، بالإضافة إلى الكتب التي لم تنشر بعد. ثناء العلماء عليه. ملخصاً،
لقد أثنى عليه جمع كبير من أصحاب الفكر والعلم البارزون الذين أدلوا بشهاداتهم وأقوالهم لتكون بمثابة تكريم وعرفاني له، ونورد فيه فيما يلي بعضا من تلك الأقوال التي وردت في حياته، منها قول أبي الحسن الندوي القرضاوي، عالم محقق وهو من كبار العلماء والمربين. وكذلك قال الشيخ الألباني بعدما طلب منه الشيخ القرضاوي تخريج كتاب الحلال والحرام، تخريج الحديث كتاب الحلال والحرام، مما يدل على فضله وكرمه وكرم خلقه، وأنا أعرف هذا منه مباشرة، فإن من أدبه ودأبه أنه كلما قدر بيننا لقاء ما بادر بالسؤال عن حديث أو مسألة فقهية ليرى ما عندي في ذلك من رأي يستفيده، وهذا على تواضع الجم وأدبه حفظه الله. رأي الشيخ القرضاوي في مسألة تقسيم السنة إلى تشريعية وغير تشريعية، أولاهما أن جمهرة السنة سواء كانت أقوال أو أفعال أو تقريرات هي للتشريع، ومطلوب فيها الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيهما أن من السنة ما ليس للتشريع ولا يجب الطاعة فيه، وهو ما كان من أمر الدنيا المحض، وأردفهما قائلا: وإذا كانت هاتان الحقيقتان متفقة عليهما فإن الخلاف إنما هو في تطبيق هذا المبدأ على بعض الأحاديث أو في بعض المجلات أو في بعض ثانيا رأيه في الاستدلال بالحديث الضعيفة بالأحاديث الضعيفة من قضايا التي شغلت بال الدكتور القرضاوي، مسألة الاحتجاج بالحديث الضعيف طبعا فيما يتعلق بالترغيب والترهيب والوعظ والإرشاد، وربما يكون هذا الشاغل من أكبر الأسباب التي دفعته لتأليف كتابه المنتقى في من كتاب الترغيب والترهيب. أهم النتائج: تنوعت تعريف العلماء للسنة النبوية، وذلك تبعاً لاختلاف ما عني به كل فريق منهم. للسنة النبوية مكانة مشرفة بالنسبة للتشريع الإسلامي كونها المصدر الثاني. يعتبر الشيخ القرضاوي من أبرز العلماء المعاصرين والذين نال شهرة كبيرة وقبولا واسعا بما تميز به من غزوات في الإنتاج الفكري والمعرفي، كما راوج بين النظر والتطبيق، وكذلك جمعه بين الأصالة والمعاصرة مع انتهاجه سبيل الوسطية والاعتدال، وهذا كما يراه هو وفي من خالفه في بعض مناهجه. فأرجو الله لكل من تلاميذه ولكل من يأتي وراءه التوفيق والسداد، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم. ശുക്രൻ ജസാക്കല്ലാ. ഖർദാവിയുടെ വൈജ്ഞാനിക ജീവിതം എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അൽ ജാമിയ സീനിയർ ലെക്ചർ ഇ എൻ ഇബ്രാഹിം അലവിയെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين بالله، ما بعد. വണ്ടി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേൻ്റെ മട്ടിലാണ് പോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഒക്കെ മധ്യപ്രദേശിൽ സംഘർഷം രൂപം കൊള്ളുന്ന സമയമാണ്. മധ്യപ്രദേശ് കാരണം അങ്ങ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല.
പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനുള്ളിൽ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഖുർആനിലെ രണ്ട് ആയത്തുകൾ, കുല്ലു ഷയ്യൻ ഇന്ദഹു ബിമിഖ്ദാർ, യൂത്തിൽ ഹിക്മ ഉമ യൂത്തൽ ഹിക്മത്ത ഫഖദ് ഊതിയ ഖൈറൻ കതീറ. യൂസുഫ് അൽ ഖർദാവിയുടെ ജീവിതം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ആയത്തുകളാണ് ഓർമ്മ വരാം. രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വാപ്പ മരിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എളാപ്പേണോ മൂത്താപ്പേണോ അറിയില്ല, പിതൃവ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത്. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മ മരിക്കുന്നത്. തന്ത ഇലെ അൽമഹദുദ്ദീനിൽ പഠിക്കണ ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടിൽ നാല് പള്ളിക്കൂടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാ. നമ്മളൊക്കെ എൻ്റെയൊക്കെ ആദ്യത്തെ മുൻ തലമുറ നമ്മളെ നാട്ടിലെ പോത്തുപള്ളികളിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അന്ന് മദ്രസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവരും മല്ലാക്കിയും കുറച്ച് കുട്ടികളും. ഇതാണ് ഓത്തുപള്ളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹം ആദ്യം ചേർന്നിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓത്തുപള്ളിയിലാണ്, പള്ളിക്കൂടത്തിലാണ്. കുത്താബു അഷേഖ് അൽ യമാനി അൽ മുറാദ്, ഷെയ്ഖ് യമാനി മുറാദ് നടത്തിയിരുന്നതാണ് ആ പള്ളിക്കൂടം. ഒരു ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം ആ പള്ളിക്കൂടത്ത് പോയിട്ടുള്ളതെന്നാ. കാരണം ചെന്ന അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ചുവരലുകൊണ്ടൊരടി കിട്ടി. അത് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ പള്ളിക്കൂടത്ത് പോയില്ല. പിന്നെ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു പള്ളിക്കൂടത്തിനും പോകാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നാ. പിന്നീട് മറ്റൊരു പള്ളിക്കൂടത്ത് പോയി. അവിടെ മുതൽക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈജ്ഞാനിക ജീവിതം തുടങ്ങുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം സൂറത്ത് ജിന്ന് വരെ മനപ്പാടാക്കണതെന്ന. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ഓർമ്മശക്തി, അതുപോലെ തന്നെ മനപ്പാടാക്കാനുള്ള അപാരമായിട്ടുള്ള കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുനാഥന് ഷെയ്ഖിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഷെയ്ഖ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹമാണ് കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് എന്ന് വരെ പറയുന്നുണ്ട്. അവർ കുട്ടിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദിക്ഷണാപരമായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. ഈ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ ചേരുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സൂറത്ത് ജിന്ന് വരെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി ഭാഗം അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ വെച്ചാണ്. ഈ പള്ളിക്കൂടത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളിടയിൽ മേധാവിത്വപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഗുരുനാഥന്മാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി. അന്നത്തെ ഈജിപ്തിലെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക രംഗത്ത് യോഗ്യത കിട്ടിയതായിട്ട് അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കണമായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത് അസ്ഹറിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കണമെന്നാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് തടസ്സമായി നിന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതൃവനായിരുന്നു. അതിന് കാരണമോ, അസ്ഹറിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ തെക്കും വടക്കും നടന്ന് നീങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത്. പലവർക്കും വല്ല ജോലിയും കിട്ടിയാൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ ശമ്പളത്തിലാണ് ആ ജോലി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ, കുറഞ്ഞ ശമ്പളേ കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അമ്മ പിതൃവ്യന് അദ്ദേഹം അസ്ഹറിൽ ചേരുന്നതിനോട് അല്ലെങ്കിൽ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അദ്ദേഹം എതിരായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ കാലത്ത് പല ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. പഞ്ഞ് പറിക്കുക, ഈജിപ്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൃഷിയാണ് പഞ്ഞ് കൃഷി. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ജോലിക്ക് പോയാൽ മാസത്തിൽ 60 കൃഷി കിട്ടും. ഒരു ദിവസത്തിന് 2 കൃഷി വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതൃവ്യൻ്റെ ഒരു പുത്രൻ്റെ കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പോയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ 2 ദിവസമേ അദ്ദേഹം അതിന് പോയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ്, പിന്നെ പോയില്ല. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതൃവ്യൻ്റെ മക്കളുടെ കൂടെ കൃഷിസ്ഥലത്ത്, അതായത് പിതൃവ്യനൊരു കൃഷിസ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ കൃഷിസ്ഥലത്ത് പോയി. അവിടെയും അദ്ദേഹത്തിന് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലാന്ന്. അപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ്
മറ്റൊരു ലോകത്താണുണ്ടായിരുന്നത്. തനിക്ക് എങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം തുടരാൻ കഴിയും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. അതിന് തടസ്സമായി നിന്നിട്ടുള്ളത് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരവസ്ഥ. പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള പിതൃവനടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായി മാറിയിട്ടുള്ളത് കൃഷിയിടത്തിൽ ഉച്ച നേരത്ത് പിതൃവനും മക്കളും ഇദ്ദേഹവും കൂടി വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഷെയ്ഖ് വന്നു പെട്ടു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആ ഷെയ്ഖിൻ്റെ പേരും ഊരും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല, ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഷെയ്ഖ് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം, കുടിക്കാൻ വെള്ളം വേണം. അപ്പോൾ അവർ വെള്ളം കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം യൂസുഫ് അൽ ഖർദാവിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്നും, ഖുർആൻ മനപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഖുർആൻ ഇഫ്താക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷെയ്ഖിന് വലിയ താല്പര്യമായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തടസ്സവും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പിതൃവനോട് ചോദിച്ചു. അഹമ്മദ് എന്നാണ് പിതൃവൻ്റെ പേര്. യൂസുഫ് അൽ ഖർദാവിയുടെ പിന്നെ യൂസുഫ് എന്ന പേര് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രപിതാമഹൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ യൂസുഫ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അലിജി ബിൻ യൂസുഫ്. അപ്പോൾ പ്രപിതാമൻ്റെ പേരാണ് യൂസുഫ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പിതൃവനുണ്ടായിരുന്നു യൂസുഫ് എന്ന പേരിൽ. ഈ പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഖ് പിതൃവനോട് ചോദിച്ചു, അഹമ്മദ് താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടിയെ വിദ്യാലയത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കാത്തത്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ അവസ്ഥകളൊക്കെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൃഷിയെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു, താങ്കൾ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നത് ഈ വിത്ത് വിതച്ചാൽ കൃഷി 100% താങ്കൾക്ക് അത് കൊയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും, അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും എന്ന പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണോ? അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിയില്ല, ഞാൻ പൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കൃഷി ചെയ്യണതെന്ന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, ബാക്കി അള്ളാഹിൻ്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഖ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, ഇത് തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതി. ഇന്ന് കാലം മാറും, ആളുകളുടെ അവസ്ഥ മാറും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം താങ്കൾ ഈ കുട്ടിയെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പറഞ്ഞേക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഷെയ്ഖിൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പിന്നെ തുടർ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. തന്ത യൂസുഫ് അൽ ഖർദാവിയുടെ പ്രദേശം, അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളർന്ന കുഗ്രാമം, അത് സിഫ്തു തുറാബ് എന്നാണ് ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേര്. ഈജിപ്തിൽ ഒരുപാട് സിഫ്തുകളുണ്ടെന്നാണ്, ഒരുപാട് സിഫ്തുകളുണ്ട്, അതിലൊരു സിഫ്താണ്. തന്തയിലേക്ക് 22 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം. ഒരുപാട് കടമ്പകൾ കടന്നു വേണം തന്ത മഹദുദ്ദീനിൽ പ്രവേശം കിട്ടാൻ. ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം പ്രവേശം നേടി അവിടെ പഠിച്ചു. അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് 12-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് മരിക്കുന്നത്. മാതാവ് മരിച്ച വിവരം അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം ആ കുടുംബക്കാരൻ്റെ കൂടെ തിരിച്ചു വന്ന് ഖബർസ്ഥാനിലെത്തുമ്പോൾ മാതാവിൻ്റെ മയ്യത്ത് ഖബറിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതോടുകൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, എല്ലാ നിലക്കും അനാഥമായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയാണ് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ പിന്നീട് എന്നെ സംരക്ഷിച്ചത് എൻ്റെ പിതൃവ്യനും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റ് ആളുകളുമൊക്കെയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരണത്തിൽ അത് വായിച്ചാൽ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല, എൻ്റെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിലും അതിൻ്റെ മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിക്കാലവുമായിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും കൊടികുത്തി വാഴുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. ദീനിനോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഒരു ഭാഗത്തുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ദീനി ജീവിതം പിന്നെ ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അത്ര കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട്, നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത്, നമസ്കരിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളിൽ എന്ന് മാത്രമല്ല, തൻ്റെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള സ്ത്രീകൾ റമദാനിൽ 30 ദിവസം നോൽമ്പോൽക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ്. റമദാനിൽ 30 ദിവസം നോൽമ്പോൽക്കണ്ടേന്ന് നമുക്ക് ചില സംശയം തോന്നാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്,
ആർത്തവഘട്ടത്തിൽ പോലും ഈ സ്ത്രീകൾ നോമ്പ് നോൽക്കുമായിരുന്നു. കാരണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ നോൽമ്പ് നോൽക്കാൻ ഹറാമാണെന്ന് അവർ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം അജ്ഞത, ദീനിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അജ്ഞത പോലും കുടികൊത്തി വാണിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണത്. ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ എന്ന് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒന്ന് മൗലിദ്, റബീഉൽ അവ്വല മൗലിദാണ്. രണ്ടാമത്തേത് നാല് ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഉറൂസുകളുണ്ട് ആ പ്രദേശത്ത്. അഹമ്മദ് ബദവി, ദസൂക്കി, അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ അഹമ്മദ്, അതുപോലെ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഹാരിസ് അൽ അൻസാരി, അബൂ അംറു ബിൻ ലാസിൻ്റെ കൂടെ ഇസ്ലാം ഈജിപ്തിൽ യുദ്ധത്തിന് വന്ന് അവിടെ പിന്നെ മരിച്ച് മറവാടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഹാരിസ് അൽ അൻസാരി എന്ന് പറഞ്ഞ സഹാബി. അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ സഹാബിയുടെ ഖബറങ്ങൾ, അതുപോലെ അഹമ്മദ് ബദവിയുടെ ഖബറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ എഴുത്തി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സുഖമായി. പിന്നെ ഈ നേർച്ചകൾ പിന്നെ ഉറൂസുകളാണ് പിന്നെ നടക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നാലും ഈ ഒരു ജീവിതം അദ്ദേഹത്തെ എവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വൈജ്ഞാനികമായിട്ടുള്ള ഉയർന്ന പടവുകളിൽ കയറിപ്പറ്റാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള, അതാണ് സൂറത്ത് പിന്നെ രണ്ട് ആയത്തെയാണ് ഇവിടെ ഓതിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് കുല്ലു ഷൈഇൻ ഇൻദഹു ബിമിഖ്ദാർ, ഒരു മനുഷ്യൻ എവിടെ എത്തണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന് ഒരു നിശ്ചയം ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പോലെ ആവണം എന്നില്ല. ചില ആളുകൾ പിന്നെ ഉയർന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് വരും കരുതും, പക്ഷേ അവർ അവിടേക്ക് എത്തൂല. ചിലർ പഠിക്കണതിൽ അമാന്തം കാണിക്കും, പക്ഷേ അവസാനം അവർ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ മറ്റുള്ളവർ തടസ്സം നിൽക്കും, പക്ഷേ കാലക്രമേണ ആ തടസ്സം നീങ്ങി പിന്നീട് അവർ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് എത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ തടസ്സം നീങ്ങി ഉയർന്ന സ്ഥാനത്ത് എത്തുകയും ലോകതലത്തിൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിക വൈജ്ഞാനിക മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന മേഖലയിലും ആളുകൾക്ക് ജിഹാദിപരമായിട്ടുള്ള പിന്നെ ബോധം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിനും ആ നിലക്ക് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നതിനും ഒക്കെ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് യൂസുഫ് അൽ ഖദ്ദാവി. അദ്ദേഹം ഇഖ്വാനുൽ മുസ്ലിമീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. തന്തയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഹസനുൽ ബന്ന, ഷെയ്ഖ് ഷഹീദ് ഹസനുൽ ബന്ന അവിടെ വരുന്നു എന്നുള്ള വിവരം കേട്ടപ്പോൾ, അദ്ദേഹം കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അദ്ദേഹത്തോട് പിന്നെ ഇതിന് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ്. അദ്ദേഹം ശാഠ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ യൂസുഫ് ഹസനുൽ ബന്നയുടെ പ്രസംഗം അദ്ദേഹം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സാഗൂതം ശ്രവിക്കുകയും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കൂടെയുള്ളവർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, ചെറിയ കുട്ടിയായതുകൊണ്ട് നിനക്കിപ്പോൾ എന്താ അതെന്ന് മനസ്സിലായത്? അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഞാൻ ആ ഹസനുൽ ബന്നയുടെ പ്രസംഗം ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഓരോ സംഗതിയും വാക്കുകൾ പോലും വിടാതെ ഞാൻ അവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഇഖ്വാനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു ആയത്തുന വറസൂലു സഈമുന വൽ ഖുർആനു ദസ്തൂറുന വൽ ജിഹാദു സബീലുന വൽ മൗതു ഫീ സബീലില്ലാഹി അസ്മാ അമാനീന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാ അലൈഹ നഹ്യ വ അലൈഹ നമൂതു വ ഫീ സബീലിഹ നുജാഹിദു ഹത്താ നൽഖല്ലാ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഇതാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യം എന്നാണ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. ശുക്രൻ ജസാകല്ലാ. അടുത്തതായി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മോഡറേറ്റർ ഉസ്താദ് കെ അബ്ദുൽ കരീം സാറെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ. ലാ മുഅഖിബ അലാ മാ ഫദ്ദല ബിഹി മഷായിഖന ലി ദക്തൂർ അല്ലാമ ഷെയ്ഖ് മർഹൂം അൽഖർദാവി ഫനഹ്നു അയ്ദൻ മിസ്ല മാ തഫദ്ദല ഷെയ്ഖന ഉസ്താദ് ഇയൻ. مشتاقين او جوعانين الى شيء اهم من التعليق
فما علي إلا أن أشكر الأساتذة والدكاترة الذين فضلوا بمشاركاتهم وأبحاثهم في هذه الجلسة، فبارك الله في جهودهم ونفعنا بهم إن شاء الله. فنظرا لوقتنا أنا أنهي كلامي بالشكر والدعاء لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഇതോടുകൂടി ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഭക്ഷണത്തിനുമുള്ള ബ്രേക്കാണ്. ആദ്യം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും പള്ളിയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്, അതിനുശേഷമാണ് ക്യാൻറ്റീനിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ നേരിട്ട് ഹാളിലേക്കാണ്, കോൺഫറൻസ് ഹാളിലേക്കാണ് വരേണ്ടത്. കൃത്യം 2:15 നമ്മുടെ അടുത്ത സെഷൻ ആരംഭിക്കും ഇൻഷാ അള്ളാഹ്.